بی هجاب نوشته یاسمین محمد تولید صوتی آوای بوف راوی نوای آزادی آوای بوف دات تمام کسانی که میخواهند بدانند انسانها چگونه بر شرایط سخت فائق میآیند باید این کتاب را بخوانند یاسمین یکی از شجاعترین انسانهای اصر ما و الگویی بزرگ برای همه ماست. آیان هرسی علی نویسنده کتاب کافر بیهجاب چگونه لیبرال های غرب بر آتش اسلامگرایی رادیکال میدمند؟ خیلی از ما از فهم این نکته آجزیم که قربانیان اصلی قصابت ناشی از التزام متعصبانه به اسلام علاوه بر کنترل غیرادیان، بر کوچکترین امور زندگی خود مسلمانان به خصوص زنان هستند. کتاب تاثیرگذار یاسمین محمد با نگارشی شجاعانه و زیبا این نکته را چنان ماهرانه به تصویر می کشد که عاقبت میتواند حتی طرز فکر آن دسته از لیبرال های پاکنیت را که سوراخ دعا را گم کرده و سعی در توجیه قوانین اسلام دارند نیز تغییر دهد. ریچارد داکینز نویسنده ی توهم خدا زنان و آزاداندیشان در جوامع سنتی مسلمان دوچندان رنج میبرند. ایشان در صورتی که بخواهند در جوامع مدرن زندگی کنند نه تنها با خشک مقدسان خودی بلکه با بسیاری از لیبرال های سکولار هم باید رو در شوند افرادی که با بیتفاوتی یا مقدس نمایی و توهمات نجات پرستانه هجابی مضاعف بر سر آلام زنان و آزاداندیشان میکشند. در کتاب بیهجاب یاسمین محمد این چالش را شجاعانه تر از تمامی کسانی که تا امروز دیدم پذیرفته است و بر این مفهوم خطرناک که میگوید انتقاد از داکترین اسلام نوعی عدم تحم... تحمل عقیده است مهر بطلان میزند باشد که خرد و شجاعت الگویی برای همه ما باشد سم نویسنده کتاب پایان ایمان نابترین تصدیقها و شهادتها روایت های شخصی هستند که از دل یک گروه برمی آیند. داستان یاسمین بسیار تکان دهنده است. گاه غم اما سرشار از امید به چیزی که می تواند باشد، نه رضایت به چیزی که هست. لیک داستان او یک استثنا نیست. زنان سابقاً مسلمان احتمالا مظلومترین اقلیت های جهان هستند. اگر می توانید یک انتخاب شخصی دیگر را در یکی از کشورهایی که متحد خود به شمار می مثال بزنید که ممکن باشد خشونت ناموسی و اعدام غیرقانونی و گروهی را در پی داشته باشد. نمی شود کسی ادعای لیبرال بودن بکند و این افراد را که اقلیتی در میان اقلیتهای دیگر هستند نادیده بگیرد. مسلمانان سراسر جهان نیز باید این ستمگری را به رسمیت بشناسند. امیدوارم داستان دلاورانه و شخصی یاسمین بتواند به بالا بردن آگاهی جمعی کمک کند. آگاهی و توجهی که به شدت مورد نیاز است. ماجد نواز نویسنده کتاب بنیادگرا یاسمین زنی بسیار شجاع و نمونه ای درخشان برای تمام زنانی است که تحت ردای دین یا فرهنگ مورد بدرفتاری قرار میگیرند. داستان یاسمین غمانگیز و در عین حال گیره است. او چیزی را تجربه کرده است که هر انسانی یارای تحمل آن را ندارد داستان او همچنین داستان سرسختی و شجاعت است چون برای بدرفتاری عذری وجود ندارد راهیل رضا نویسنده کتاب جهاد آنها نه جهاد من فهرست مخاطبان ویژه از صفحه ده دیباچه از صفحه دوازده پیشگفتار از صفحه یک خشونت یک از صفحه هشت نماز از صفحه پانزده تسلیم یک از صفحه بیست و دو مصر از صفحه سی و هفت آبرو از صفحه چهل و شش تجاوز از صفحه پنجه مدرسه اسلامی از صفحه نود خیانت از صفحه نود و پنج مادرها از صفحه صد و شش افسردگی یک از صفحه صد و سیزده تیفرز از صفحه 118 مطرود از صفحه 127 افسردگی دو از صفحه 137 استقلال از صفحه 144 تسلیم سه از صفحه 163 خشونت دو از صفحه 190 کودک من از صفحه 208 القاعده از صفحه 219 فرار از صفحه 232 حبس خانگی از صفحه 242 خودمان تنها از صفحه 253 آزادی از صفحه 270 تردید از صفحه 282 باسازی از صفحه 296 وین از صفحه 305 دوه از صفحه 310 عشق از صفحه 328 رویارویی از صفحه 341 امید از صفحه 348 و تقدیر و تشکر از صفحه 363 پایان فهرست تقدیم به تیفرز مخاطبان ویژه این کتاب را تقدیم می کنم به تمامی کسانی که تحت فشار طاقت فرسا و تهدیدات هولانگیز اسلام در حال له شدن هستند امیدوارم تجربیات من به شما کمک کند و الهام بخش شما باشد تا خود را آزاد کرده و بالهای پر خیش را بگسترانید این کتاب همچنین برای کسانی نوشته شده است که فکر می کنند تمام مسلمانان حیولا هستند و باید همه را به یک چوب راند. امیدوارم متوجه شوید که همه ما انسان هستیم و هر کدام در کشاکش با حیولاهای خود هستیم. این کتاب برای تمام کسانی نوشته شده است که تصور می کنند باید در برابر هر گونه تجسس و انتقادی از اسلام دفاع کرد. امیدوارم شما نیز متوجه شوید که هرگاه جلوی نقد را بگیرید در واقع دارید مانع رسیدن نور به میلیون ها نفر انسانی میشوید که در تاریکی اسیر شدهاند و در آخر و مهمتر از همه این کتاب برای همرزمانم هم نوشته شده است برای مسلمانان سابق یا اکس ماسلمز خدا ناباوران آزاداندیشان و اسیانگران همرزم من دیباچه نوشته ریک فابرو ساعت 11 و 26 دقیقه صبح 17 جویه 2018 صدایی از گوشیم بلند شد. هیچ وقت تفاوت زنگ اعلانهای مختلف تلفن همراه را متوجه نمی شدم. به همین خاطر شروع کردم به چک کردن ایمیل، فیسبوک، توییتر، بازی لغاتی که معمولاً با دوستانم بازی می کنم. تا رسیدم بالاخره به سروقت پیامکی که دریافت کرده بودم. سلام آقای فابرو. شما، کلاس هشتم سال 1988-89 معلم نمایشنامه من بودین. نمیدونم هنوز منو یادتون هست یا نه. با خواندن پیام دلم فرو ریخت. عشق آرام گونه هایم را خیز کرد. یاسمین نه تنها تو رو یادم هست بلکه توی این سی سال بارها و بارها بهت فکر کردم. یک بار دیگر خاطره ای بسیار واضح از ذهنم گذشت. دختر سیزده ساله جسوری که روبروی من در دفترم نشسته بود و از مصائب هولناکی برایم میگفت که آدمی را متحیر میکرد از اینکه بعضیها چطور می توانند این همه بیرحم باشند آن هم در حق کودکی چنین ناتوان و چنین بیازار او مصمم بود ماجرایش را به گوش مسئولینی که میتوانستند از این زندگی وحشتناک نجاتش دهند برساند پای مسئولین به میان کشیده شد و من دیگر هیچ وقت او را ندیدم. تصورم این بود که او به خانه ای امن منتقل شده و همه چیز ختم به خیر شده است. آخر همان سال من به مدرسه دیگری منتقل شدم و همیشه برایم سوال بود که عاقبت چه بر سر یاسمین آمد. فقط میخواستم ازتون تشکر کنم. ماجرا به وفق مراد پیش نرفت چون مطابق رأی قاضی بد رفتاری خانواده هم مستاق آزادی فرهنگی به حساب می‌آمد. قلبم فرو ریخت. حالا فقط برایم سوال نبود که در سی سال گذشته چه بر سرش آمده است. هزاران سوال دیگر در ذهنم زبانه کشید. قرار ملاقات گذاشتیم. همدیگر را در آغوش کشیدیم. با همراه رفتیم و گریه کردیم. از من خواست تا پیشنویس این کتاب را بخوانم. بیهجاب روایتگر داستانی است کاملا مجاب کننده. پاسخ سوالات گوناگونی را شرح می دهد. اجبارهای خانوادگی، اجبارهای دولتی، اجبارهای دینی و فرهنگی همه تلاش داشتند تا او را در هم بشکنند. این کتاب در عین حال اینکه راوی لحظات مستولی شدن حس شکست و روست روایتگر به بار نشستن شجاعت و عزم راسخ این دختر نیز هست. این کتاب اثر مهمی است نه فقط برای اینکه داستان شخصی گیرایی را بازگو می کند بلکه به این دلیل که داستان او منحصر به فرد نیست بله این صدایی است که باید به گوش تمامی آنهایی برسد که در هر گوشه از جهان احساس می کنند تحت فشار و ظلم از نعمت یک زندگی آزاد محروم گشتند. ریک فابرو صحبت از مشکلاتم با دیگران برایم غیر ممکن شده است. یارای مقابله با خجالتی را که از آن ناشی می شود ندارم و به هر حال شهامتش را هم ندارم. هر نشانی از شجاعت در من وجود داشت در همان کودکی رخت بربست. اما حالا ناگهان خواستی سرکوب ناشدنی در من شعله بر شده است تا همه چیز را برای کسی تعریف کنم. رول دال ماتیلدا پیش گفتار از اینکه من مسلمان بار آمدم چیزی جز یک خاطری دور و مبهم باقی نمانده است. آن دنیا را در سال 2004 به کل رها کردم. اما دنیای آزاردهنده ای را که در آن به دنیا آمدم مرا شکل داده است. در استخوانهایم نفوذ کرده است. در خونم جاری است و نمیتوانم از آن بگریزم. خیال میکردم میتوانم از آن فرار کنم. از اول شروع کنم. خودم را دوباره تعریف کنم. طوری زندگی کنم که خودم میخواهم اما فهمیدم نمیتوانم از خودم فرار کنم تک تک ارتباطات درون ذهنم واکنش های فیزیکی بدنم من کنترلی روی هیچ یک از اینها ندارم نمیتوانم خودم را دوباره بسازم گاهی فکر میکنم کنم کاملا بر آنها غلبه کرده و میتوانم یک زندگی عادی داشته باشم اما به محض اینکه گاردم را میاندازم خاطره ای خفته سر کریهش را برمیآورد زمینی که روی آن رشد کرده هم آبی که بدنم را سیراب کرده است همگی به سم فریب ترس دروغ خیانت خشم غم و هزاران هزار خفت و بدرفتاری آلوده بوده است من مثل درختی میمانم که به ظاهر سالم است اما حقیقت امر درون ریشه هایش نهفته است میتوانم اطرافیانم را گول بزنم دوستانی که سالیان سال میشناسمشان اصلا نمیدانند درون من چه خبر است گاهی میگویند اما تو کاملا عادی به نظر میرسی یا چطور هنوز سر پایی یا اصلا نمیشه از روی ظاهرت حد زد که چی به تو گذشته حتی شوهرم نیز نمیتواند باور کند دختری که داستان زندگیش با او زمین تا آسمان فرق دارد و زنی که عاشق شده است هر دو یک نفرند چند سال بعد از اینکه من با خانواده هم قطع رابطه کرده بودم با هم آشنا شدیم من به هیچ وجه بهبود پیدا نکرده بودم اما یاد گرفته بودم دردم را فرو بخورم هیچ تظاهر بیرونی نداشت هیچکس نمیفهمید میدانستم برای مردم راحت نبود که درباره اسلام صحبت کند برای همین هم هیچ وقت پای این مسائل را به میان نمیکشیدم سالها بعد از اینکه از اسلام بریدم صفحه فیسبوک بیلمار را دیدم مسلمانان سابق به واکنش بنفلک نسبت به انتقاد سم حرکت از اسلام واکنش نشان داده بودند اتهامات او که میگفت رفتار سم زننده و نجات پرستانه است دیگر برای همه آشناست و کلیشه شده است تا قبل از آن اصلا اصطلاح مسلمان سابق به گوشم نخورده بود گمان نمیکردم اشخاص دیگری هم مثل من وجود داشته باشند رازهای مگویم را برای خودم نگه داشته بودم. زندگی من مغایر نزاکت سیاسی است. من در قالب روایتی که برای اکثریت پسندیده است نمی کنجم. داستان زندگی من حقیقتی ناخوشایند است و مردم دروغهای خوشایند را ترجیح می دهند. اما واکنش آنها به حرفهای بن افلک مرا ترغیب کرد که مداخله کنم. پانویس بیل مار بن افلک سام هریس نزاکت سیاسی یا پولیتیکال کرکتنس پایان پانویس سم هریس، فیلسوف اصب و نویسنده کتاب منحصر به فرد پایان ایمان در اکتبر سال 2014 مهمان برنامه بیلمار بود و داشت با لحن گیرا اما آرام خاص خودش درباره اسلام صحبت میکرد. او با همان دقت و موشکافی اکادمیکی به این و بحث ورود کرد که در همه پژوهش‌هایش درباره ادیان جهان شاهدش هستیم. صحبت کردنش در مورد اسلام تفاوتی با بحث‌هایش درباره مسیحیت، یهودیت و سایر ادیان و ایدئولوژی ها نداشت. صرفا داشت حقایق را بازگو کرد. هریس و بیلمار گفتگویشان را با ابراز تأسف از این موضوع آغاز کردند که لیبرال ها دیگر از ارزش‌های لیبرال دفاع نمی‌کنند. بیل بیان کرده بود که مخاطبانش برای اصولی مثل آزادی بیان آزادی مذهب و حقوق برابر برای زنان اقلیتها و دگرباشان جنسی سوت و کف میزنند اما اگر کسی خاطر نشان کند که این اصول در جهان اسلام رایت نمی شود، این سوت و کف در جا قطع می شود. سم اضافه کرد که لیبرال ها با روی گشاده از نقد حکومت های دینی سفید و دین سالاری مسیحی استقبال می کند. اما مایل به نقد همان معضلات در جهان اسلام نیستند. او به روشنی بیان کرد که حساب اسلام به عنوان یک دین مجموعی از ایده ها از حساب مسلمانان مردم معتقد به این دین جداست. به نفلک هنرپیشه که در فیلم دوگما نقش یک فرشته رانده شده را بازی کرده است ناگهان تصمیم گرفت به طرز بینقصی در قامت کاریکاتور همان لیبرال های راه گم کرده ای ظاهر شود که سم داشت از آنها صحبت می کرد و شروع به نجات پرست خواندن بیرو سم کرد پانویس فیلسوف عصب پژوه یا نورو پایان ایمان یا The End of Faith منظور حکومت های دینی است که در میان جوامع عمدتا سفید پوست رایج است مثل یهودیت و مسیحیت حکومت های دینی سفید را منظور داریم دوگما فیلمی 128 دقیقه در سبک کمدی به کارگردانی و نویسندگی و بازیگری کوین اسمیت در کنار بن افلک، مت دیمون و لیندا فیورنتینف. او آن دو را به افرادی تشبیه کرد که از اصطلاحاتی مثل یهودی پدر سوخت استفاده می کنند یا مثلا اشخاصی که میگویند سیاه مستا چپ و راست به همدیگر شلیک می کنند. به اصرار داشت که هیچ گونه تضاد و مناقشه در میان مسلمانان وجود ندارد و خودش را دقیقا به تجسم تمام نمای همان تصویر ریاکارانه ای بدل کرد که سم تصویر کرده بود. آیا به نفلک سازنده فیلمی که دقیقا بر انتقاد و تمسخر مسیحیت تمرکز دارد تصور می کند که گفتگوی معدبانه و مبتنی بر واقعیت سم هریس و بیلمار در مورد اسلام امری خارج از عرف و غیر قابل قبول است؟ حتی با وجود اینکه بیل و سم هر دو آماری را که از مرکز تحقیقات پیو بازگو می کردند نشان میداد حدود 90 درصد مصری ها معتقدند شخص مرتد باید کشته شود بن باز هم اصرار داشت که فقط معدودی از مسلمانان چنین افکار خرابی دارند از نظر من مخالفت بنفلک با نقد ایدولوژی که رنجهای فراوانی در سراسر دنیا به بار آورده کاری نابخشودنی است در کل برای هیچ کس در غرب اهمیت ندارد که زنان مسلمان در ایران یا عربستان سعودی به خاطر نپوشاندن مویشان به زندان میافتند یا کشته میشوند هیچ کس به اینکه وبلاگ نویسی به خاطر نوشتن در مورد انسانگرایی در خیابانهای بنگلادش تکه تکه شود اهمیت نمیدهد. اگر دانشجویان پاکستانی را به خاطر پرسشگری در مورد اسلام به ضرب کتک بکشند اصلا برایشان مهم نیست اما حالا این افراد مطرح و مقبول دارند در یک شبکه تلویزیونی معروف در مورد مسائلی که 1400 سال است همچون تا اون به جان مسلمانان جهان افتاده است صحبت می کنند و این مرد به ظاهر پاک نیت که دوچار شرم سفید بودن است مانع راهشان می شود کفرم را درآورده بود پانویس منظور افرادی است که خشونت ویژه را در میان جامعه سیاه بوستان امری عادی میشمرند. سیاه بوست چپ و راست به هم دیگر شلیک می کنند در متن به این موضوع اشاره دارد. پیو ریسرچ سنتر هیومانیسم یا اومانیسم جهانبینی فلسفی و اخلاقی که بر ارزش و عاملیت انسانها به صورت فردی یا جمعی تاکید دارد و عموما تفکر نقادانه و شواهد را بر پذیرش دوگمندیشی و خرافات ترجیح می دهد. پایان پانویس به خاطر می آورم میلی شدید در من به وجود آمد که نظرم را ابراز کنم. دلم می خواست داد بزنم، فریاد کنم. دوست داشتم در این نبرد عقاید با سمحریز هم رزم شوم. با این حال وحشت هم داشتم. حس می کردم روی پرتگاه بر فراز اقیانوسی وسیع ایستادم روی خشکی در امان بودم خودم را از شر آبهای پرخروش زیر پایم خلاص کرده بودم اما حالا وجودم از حسی آکنده بود که میخواستم دوباره در آن آبها شیرجه بزنم دلم میخواست با افرادی که تجربیاتی شبیه به من را از سر گذرانده بودند دیدار کنم میخواستم داستانم را برای آنها و برای همه بازگو کنم جمع آدمهایی را میخواستم که ترسهای پنهان بیپناهیها و عقدههایم را درک کنند و این ریسک بسیار بزرگی بود. هیچ یک از افرادی که در زندگی هم بودند پیشینی مرا نمیدانستند. هیچ کس. تنها کسی که میدانست سالها قبل از دنیا رفته بود. هیچ شاهدی برای زندگی خود نداشتم. می توانستم به همزیستی با همه این اتفاقات ادامه بدهم و از آن صخره به درون اقیانوس شیرجه نزنم و مخفی و ناشناخته باقی بمانم. یا می توانستم شهامت به خرج دهم می توانستم پاپیش گذاشتن را انتخاب کنم و در دل آبهای شور و جلبکهای دریایی فرو بروم و حتی خطر غرق شدن را به جان بخرم. می توانستم دیدگاه هایم را به اشتراک بگذارم. می توانستم دوستانی را که اصرار داشتند اسلام دین صلح است اصلاح کنم. می توانستم مردم را با داستان خود آشفته کنم. می توانستم انتخاب کنم که با طوفان انتقادات دوستانی را که دورم را خالی می کردند و حتی تهدید به مرگ رویارو شوم. یک انسان عاقل رویش را برمیگرداند و از اقیانوس دور می شود. میدانستم چه چیزی در انتظارم است. قبلا آن شرایط را تجربه کرده بودم. می توانستم به راحتی پاپس بگشم و در امنیت خشکی که پیشتر برای رسیدن به آن جانم را به خطر انداخته بودم به زندگی ادامه دهم. اما تصمیم گرفتم که شیرجه بزنم. پانویس شرم سفید بودن یا وایت گیلت؟ اشاره به این امر که بعضی از سفید بوستان به خاطر ستمکاری اجدادشان در حق دیگر نژادها احساس گناه می کنند. پایان پانویس بیهجاب نوشته یاسمین محمد فراوی نوای آزادی تولید صوتی آوای بو خشونت یک آوای نه خواهش میکنم خواهش میکنم غلط کردم مامان مامان تو رو خدا همانطور که به من امر شده بود روی تخت دراز کشیدم و با وحشت التماس میکنم کاری که قبلا هم بارها و بارها کردم دارم با دلهوره به آن صحنه آشنایی فکر میکنم که دارد ذره ذره باز جلویم مجسم میشود آن مرد مچ پایم را می گیرد و با زور به سمت پای تخت می کشد. باید با میل آزاد کردن پاهایم مقابله کنم. میدانم که این کار وزن را بدتر می کند. همانطور که دارد با تناب ورزشی خودم پاهایم را به تخت میبندد با چنان شدتی گریه می کنم که نفسم بند میآید. ترکیه پلاستیکی و نارنجی رنگ محبوبش را برمیدارد این ترکه جایگزین ترکه های چوبی شده بود که مدام میشکستند. اوایل از اینکه به جای ترکه چوبی از ترکه پلاستیکی استفاده می کند خوشحال بودم. چون تراشه هایش در بدنم فرو نمیرفت. رفت. غافل از اینکه دردش خیلی بیشتر از ترکه چوبی بود. تا آخر عمرم از رنگ نارنجی متنفر خواهم بود. کف پایم را فلک می کند. کف پا را ترجیح می دهد. چون جای زخم هایش از چشم معلمین پنهان میماند. فقط شش سال دارم و این تنبیه درست حفظ نکردن سوره های قرآن است. خب، حالا دفعی بعد درست حفظ میکنی؟ بله، ملتمسانه به مادرم نگاه میکنم. چرا برای محافظت از من صدایت را بالا نمیبری یا دستت را جلو نمیآوری؟ چرا همینطور کنار این مرد ایستاده ای؟ چه چیز ممکن است جلویش را گرفته باشد؟ از او میترسد؟ مادرم خودش از او خواسته بود که بیاید. آیا مادرم هم تا حدی مقصر بود؟ در آن لحظه نمی توانستم قبول کنم که تنها سرپرستی که می بگذارد کسی مرا ببندد و کتک بزند. او موجود پلیدی است. نه مادرم. حقیقت چیزی جز این نمی توانست باشد. پس چرا مادرم به او زنگ زده بود و خواسته بود که بیاید؟ چرا؟ دفعه بعدی که اومدم باید هر سه تا سوره رو از حفظ بخونی. حالید شد؟ بله. کدوم سه سوره؟ کسی از ثانیه تردید کردم و او دستش را دوباره بالا برد. برق تهدید در چشمانش درخشید. وقتی پوست تازه روی بدنم برای کتک زدن نباشد، شلاقایش رو روی کف پاهای کبود شده هم فرود می آید. بدنم از عرق لیز شده است. قلبم تون تون می زند. نفس کشیدنم سخت شده است. اما میدانم که این تنبیه پایان نمییابد مگر اینکه قدرتم را جمع کنم و ادامه دهم فاتحه کوسر و اخلاص سه سوره گوچکی کوچکی که برای نمازهای پنجگانه روزانه لازم است کلمات با خسخس و صرفه به طرزی نامفهوم از دهانم خارج شد. اگه فقط یه اشتباه فقط یه اشتباه بکنی چنان میزنمت که بفهمی کتک یعنی چی بالاخره تناب را باز کرد آن را روی زمین انداخت و بیرون رفت همانطور روی زمین دراز میکشم تا مادرم بیاید و دلداریم بدهد اما او نمیآید هر بار که کتک میخورم منتظر میمانم ولی او هرگز نمیآید مادرم همیشه پشت سر او از اتاق خارج می شود و بعد صدای خوشو بش کردن و قهقه هایشان به گوشم می رسد. با نفسی بریده منتظر میمانم تا صدای بسته شدن در ورودی را بشنوم تا وقتی مطمئن نشوم که از آپارتمان بیرون رفته است آرام نمیگیرم در حالی که حرکت نور ماشین های خیابان را روی سقف تماشا می کنم به سختی می توانم نفسم را کنترل کنم بالاخره خودم را مثل توپ حلقه می کنم و انگشت شستم را در دهانم می گذارم. با وجود سوزش پاهایم و حق حق غیر ارادی که قفسه سینه را به شدت بالا پایین می کند به خواب عمیقی فرو می روم. خوابی که فقط بعد از یک کشمکش سخت که روح را تهدید به نابودی می کند به سراغ آدم می آید. نیمه های شب با حس نقطه سرد و خیس و آشنایی در زیر بدنم گیج و منگ از خواب بیدار می یکی از پاهایم با لکه تماس پیدا کرده است و سوزش غیر قابل تحمل آن مرا بیدار و هوشیار کرده است. میدانم باید به دستشویی بروم اما تصور دردی که به خاطر ایستادن روی پاهای آشولاشم باید تحمل کنم دوباره اشک را به چشمهایم می آورد. با احتیاط پاهایم را از لب تخت آویزان می کنم. پاهایم ورم کرده است و پر از تاولهای خونی است. پیش از اینکه پاهایم را روی زمین بگذارم خودم را آماده می کنم. میدانم اگر وزنم را روی پاهایم بیاندازم ممکن است تاولها را بتر کند. ولی باید سریع بروم و ادراری را که موجب سوزش زخم بازم می شود بشویم. سعی می کنم روی کناره های پا راه بروم تا زخم با فرش تماس پیدا نکند. با آهستگی لنگ لنگان راه می روم و بعد از هر قدم می ایستم. اول کنار تخت بعد دم کمود لباس ها سپس کنار دستگیری در و بعد با تکی بر دیوار راه رو. احساس له شدن زخم هایی را که با هر قدم از هم باز می شدند هنوز بعد از گذشت حدود چهل سال به وضوح به خاطر دارم. ولی هرچه باشد این درد در برابر آتش جهنم که در صورت درست از برنکردن سوره ها نصیبم می شود هیچ است. پیش از اینکه یاد بگیرم جلوی زبانم را بگیرم میپرسم اگر الله گوشت بدنم را بسوزونه و بعد دوباره اون را بسازه و باز بسوزونه و باز بسازه من بالاخره بهش عادت نمی کنم. مادرم جواب میدهد نه الله کاری میکنه که عذابش هر بار مثل بار اول باشه من از الله میترسیدم از روز قیامت از سوختن در آتش جهنم اینها چیزهایی نیست که ذهن یک کودک عادی را به خود مشغول کند دستکم کم ذهن یک کودک عادی غیر مسلمان را اینترنت پر است از ویدیوهای یوتیوب درباره بچههایی که در مکتب خانه ها مورد خشونت قرار می گیرند. دخترهایی که به خاطر رعایت نکردن حجاب با موهایشان روی زمین کشیده می شوند پسرهایی که با شلاق و لگت به جانشان می افتند. بدرفتاری هایی که من تحمل کردم با همه وحشیانگی در برابر داستانهایی که شنیدم هیچ است. یکی از دختران سومالیایی برایم تعریف میکرد که مادرش در گلوی برادرش همینطور که بر تخت بسته بود روغن داغ میریخته است و خواهر و برادرانش هم مجبور بودند که صحنه را تماشا کنند. بر اساس گزارش های اخیر بیش از هفتاد درصد کودکان دو تا چهارده سال در کشورهای عمدتا مسلمان خاورمیانه و آفریقای شمالی قربانی تنبیهات خشن میشوند. در بعضی کشورها مثل یمن، تونس، فلسطین و مصر بیش از 90 درصد کودکان قربانی خشونت شدید می شود. دلیل اینها چیست؟ چرا در این کشورها چنین خشونت علیه کودکان اعمال میشود؟ شود؟ بچه مشترک آنها پیروی از یک دین مشترک است. دینی که به آنها حکم می کند، کودکانشان را بزنند. آهادیس گفته ها و اعمال ثبت شده محمد هستند که بر اساس یک حدیث نبوی محمد میگوید به کودکانتان وقتی به هفت سالگی رسیدند نماز خواندن را یاد دهید و اگر در ده سالگی نماز نخواندند آنها را بزنید شیخ البانی در صحیح الجامع شماره 5868 این حدیث را جزء احادیث صحیح طبقه بندی کرده است همچنین گفته شده است شلاق خود را جای آویزان کنید که اهل خانه بچه ها زنان و برده هایتان آن را ببینند باشد که این کار موجب تعدیب آنها شود به نقل از شیخ البانی صحیح الجامع شماره چهل بیست پس این وظیفه پدر است که کودکانش را وادار کند تا قرآن را بیاموزند هر روز نماز بخوانند و راه باریکی را که برای آنها تعیین شده است دنبال کنند هر یک از شما شبان است و مسئولیت گله خود را بر عهده دارد. حاکم شبان است و مسئولیت گله اش را بر عهده دارد. مرد شبان خانواده خود است و مسئولیت گله اش را بر عهده دارد. زن شبان دارایی شوهرش است و مسئولیت گله اش را بر عهده دارد. برده شبان مایملک ارباب خود است و مسئولیت گله اش را بر عهده دارد. هر یک از شما شبان است و مسئولیت گله خود را بر دارد. صحیح بخاری 583 صحیح مسلم 1829 نقل شده از محمد ناصرالدین البانی از عالمان مسلمان سلفی جهادی قرن بیستم. بنابراین وقتی والدین بچه های خود را میزنند به خاطر وظیفه شرعی و ترس از الله است. آنها باید مطمئن شوند که فرزندانشان مسلمانانی مؤمن بار میآیند اگر نه والدین مسئولند و باید در روز جزا در برابر الله پاسخگو باشند. اگر کودکان مسلمانانی مؤمن بار نیایند روح والدینشان دچار عذاب شده و تا ابد در آتش جهنم خواهند سوخت. تحقیقات نشان میدهد به طور متوسط از هر ده کودک هفت نفر قربانی خشونت روانی میشوند و بالاترین آمار مربوط به یمن 90 درصد است تعداد شش کودک از هر ده کودک تنبیه بدنی را تجربه می کند. بیشترین آمار مربوط به جمهوری آفریقای مرکزی مصر و یمن بیش از 80 درصد است. در بیشتر موارد خانواده ها ترکیبی از هر دو تنبیه را به کار می گیرند. اغلب کودکان در اکثر این کشورها یا مناطق هر دو نوع تنبیه فیزیکی و روانی را تجربه می کند. این موضوع نشان می دهد که این دو نوع از خشونت اغلب در کنار هم به عنوان ابزاری برای تربیت به کار گرفته می شود. تجربه انواع مختلف خشونت ممکن است به صورت کوتاه مدت و بلند مدت به کودک آسیب بزند. با اینکه بدرفتاری و تهدید به بدرفتاری مرا میترساند به یاد نمی آورم هیچ وقت در زندگی دست از مقاومت کشیده باشم. برای مثال گوش دادن به موسیقی قدغن بود. موسیقی شیطانی و حرام است. با این وجود وقتی کسی در خانه نبود موج رادیو را روی LG73 تنظیم می کردم و به موزیک های پاپ برتر روز گوش می دادم. فرش پرینس حق داشت. پدر و مادرها نمی اما من از خشم الله می ترسیدم. موقعی که همراه با جان لنون آهنگ تصور کن را میخواندم و به این خط می رسیدم که می گفت تصور کن هیچ دینی وجود ندارد ناگهان ساکت می شدم و حتی می آن را زمزمه کنم. نکند که مرتد به حساب بیایم. ارتداد در اسلام بدترین گناه است. مجازاتش مرگ است. یادم هست به این مسئله فکر می کردم که چطور ممکن است 99 درصد این آهنگ را چنان عمیقانه دوست داشته باشم. ولی از این یک خط از ترانه چنین گریزان باشم آنچنان گریزان که آن را حتی لبخانی هم نمی کردم آیا ممکن بود حالا که در کل ترانه حق با لنون بود در مورد این یک خط هم حق با او باشد؟ من از این دست خاطرات زیاد دارم خاطر از زمانهایی که برای لحظه ای کورسوی نوری از شکافهای میان سیمان اسلام که لایه لایه در طی کودکیم بر روی من ریخته بود و مرا در بند خود اسیر کرده بود عبور می کرد و به من می رسید. پانویس فرش پرینس یکی از رپرهای گروه آمریکایی و دو نفره دی جی جزی جف اند دی فرش پرینس Parents Just Don't Understand دومین آلبوم تکی گروه DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince جان لنون خواننده ترانه‌سرا، موسیقیدان، آهنگساز و شاعر از معروفترین، شناخته شده ترین و برجسته ترین چهره های دنیای موسیقی راک در انگلستان و یکی از اعضای مؤسس گروه بیتلز عنوان اصلی Imagine آهنگ تصور کن نماز مسلمانان باید پنج رکن را در اسلام به جا آورند ادای شهادتین به جا آوردن پنج نماز روزانه پرداخت زکات روزداری در ماه رمضان و حج تکرار الگوهای تکرار شونده و گفتن کلمات بیگانه در حالتی خلص مانند هنگام نمازهای پنجگانه یومیه باعث می شود که همیشه در مسیر باقی بمانی. اگر هر نماز به موقع به جا بیاید مجالی برای منحرف شدن از راه راست نیست لایه سیمان تا قبل از اینکه لایه بعدی روی آن ریخته شود فرصتی برای ترک برداشتن ندارد نمازها به طرز مسخ کننده ای تکراری هستند مجالی برای کوچکترین انحراف نیست هر کلمه و هر حرکت آدابی خاص دارد و روشمند است به نحوی که امت جامعه مسلمان را از فردیت مبرا می کند. در صف بمان دنبال گله برو حواست پرت نشود در زمان حج زیارت کعبه همه لباس شخصی خود را کنار میگذارند و لباس سفید واحدی را به تن میکنند فرایند آماده شدن برای نماز مانند خود نماز تکراری بود اولین مرحله آداب شستشویی است که به آن وضوع میگویند هر مرحله از وضوع باید سه بار تکرار شود سه بار دستهایت را بشویی سه بار دهانت را آب بکشی سه مرتبه بینیت را تخلیه کنی سه بار صورتت را بشویی دستهایت را از مچ تا آرنج سه مرتبه بشویی سه مرتبه گوشهایت را پاک کنی و سه مرتبه پاهایت را بشویی پاهای من خیلی کوتاه بود و به ظرفشویی نمیرسید به همین خاطر برای انجام مرحله آخر مجبور بودم بپرم روی کابینت بعد از وضوع برای نماز آماده بودی اما اگر بعد از وضوع میشاشیدی میریدی یا میگوزیدی مجبور میشدی تمام آن مراحل را از نو تکرار کنی مرحله بعد نماز بود نماز هم آداب خاص خودش را داشت باید در جهت خاصی رو به کعبه در مکه عربستان سعودی می ایستادی پسرها لازم نبود هیچ چیز خاصی بپوشند اما دخترها به جز صورت و دستها باید سانت به سانت بدنشان را می پوشندند. من از جوراب پوشیدن متنفر بودم اما الله نماز دخترانی را که انگشت پایشان بیرون بود قبول نمی کرد. فقط از پسرها قبول می کرد. برادرم نماز را با سر دادن از آن شروع می کرد. البته با توجه به اینکه ما همه در اتاق نشیمن بودیم به نظر نمی آمد نیازی به آن باشد اما او سرش را به چپ و راست می گردان تا خاطر جمع شود که صدایش را تا دورترین نقطه ممکن می رساند. بعد ما به صف می شدیم. پسرها ردیف جلو و دخترها پشت سر آنها. در مسجدی که نماز می مردها از در اصلی وارد می شدند. اما زنها از در پشتی که دم آبدارخانه و نزدیک سطل‌های های زباله بود. مسئله تفکیک جنسیتی در مساجد مسئله است که مورد توجه مسلحان مسلمان مثل اسرا نعمانی قرار گرفته است. او مقاله را در واشنگتن پست نوشته است که ورود او را به همراه پدرش از در اصلی مسجد روایت می کند. او و پدرش را آنقدر تحت فشار قرار می دهند تا بالاخره اسرا به زیر زمین جایی که به آن تعلق داشت رفت و به سایر زنها ملحق شد. حال زنان در اروپا دارند علیه این قواعد مبارزه می کنند و نه تنها مسجدهایی دارند که تفکیک جنسیتی نشدهاند بلکه امام جماعت زن هم دارند البته اینها مساجد دائمی نیستند زنها معمولا نمازهایشان را در کلیساهایی به جا میآورند که روزهای جمعه سخاوتمندانه درهایشان را به روی آنها باز میگذارند تا فارغ از آزار و اذیت بتوانند عبادت کنند آنها گروهی کوچک و فقط زن هستند اما آنها در مقابل آپارتاید جنسیتی ایستادند که عموم مسلمانان آن را پذیرفتند هر هفته از ترس بنیادگراهایی که به خاطر عدم تبعیت تهدیدشان کنند محل تجمع را تغییر دهند. دسته دیگری از مسلمانان نیز برای مبارزه با بنیادگرایی مساجدی را به دگرباشان جنسی تخصیص دادند که حتی امام جماعتشان از دگرباشان جنسی است من از صمیم قلب از مسلمانانی که دیدی باز نسبت پذیرش همگان دارند و با تبعیض مخالفن جانب داری می کنم. به طور کلی مردها در کنار هم و زنها در کنار هم نماز می خوانند. اگر در یک اتاق باشند مردها جلو و زنها پشت سرشان می ایستند و اغلب حائلی را بینشان قرار می دهند. در صفوف جداگانهشان تا جای ممکن نزدیک به هم می ایستند به طوری که شانه و پایشان با هم تماس پیدا کنند. مبادا که شیطان در بین صفوفشان نفوذ کند پانویس اسرا نومانی نویسنده هندی آمریکایی و استاد سابق دانشگاه وی کتابهایی در خصوص حقوق زنان در اسلام دارد پایان پانویس نماز را مطابق ترتیبی خاص و مجموعه از حرکات میخوانند ابتدا باید دست به سینه دست راست, راست روی دست چپ بیستید و در این حالت سوره خاصی را بخوانید بعد دستهایتان را روی زانوها گذاشته و ذکری خاص را سه مرتبه بخوانید. بعد از آن دوباره راست بیشتید و بعد سرتان را روی زمین بگذارید و کلماتی را که مقرر شده است سه مرتبه زیر لب تکرار کنید. بعد روی زانو بنشینید و کلماتی را که برای این حالت تعیین شده است تکرار کنید. سپس دوباره صورتتان را روی زمین بگذارید و دوباره روی زانو بنشینید. به هر دوره از این حرکات یک رکعت گفته می شود. طول نمازها بین دو تا چهار رکت متغیر است و بعد از هر نماز نمازهای دیگری بود که خواندنشان اختیاری بود البته برای من هیچ وقت اختیاری نبود کل این آداب و مناسک باید پنج بار در روز تکرار می شود. در هر نماز و هر رکت همان کلمات وردوار تکرار می شود تا بر روی مغز حک شود. هیچ وقت معنای هیچ کدام از کلماتی را که حداقل 20 بار در روز تکرار می کردم نمی فهمیدم. در مورد معنای آنها هیچ وقت صحبت نمیشد. فقط قرار بود آنقدر آنها را بدون ذره تفکر تکرار کنی که حالت به هم بخورد. تر هر گونه پرسش در مورد آنها فقط مایه خشم و غیز بود. با وجود آنکه اکثر روزها به نماز خواندن میگذشت باز شک به ذهنم راه پیدا می کرد. آرزو می کردم کاش می راحت خودم را تسلیم کنم. به هر حال معنی واقعی واژه اسلام همین است. مسلمان خوب جر و بحث نمی کند و میگذارد سیمانی که بر رویش ریخته می شود او را در جای خود خشک و ثابت کند من هیچ وقت از جر و بحث کردن دست نکشیدم اما به خاطرش همیشه از خودم نفرت پیدا می کردم چطور می توانستم یک مسلمان واقعی باشم در حالی که نمی توانستم دست بردارم و تسلیم شوم برادر و خواهرم ظاهرا هیچ مشکلی در این زمینه نداشتند البته خیلی هم با هم درد و دل نمی کردیم به خاطر همین هم مادرم لقب مایه ننگ را به من اعطا کرد می گفت این شیطان است که شک به دلم راه می دهد همانطور که بزرگتر می شدم جواب دادن به سوالاتم هم سختتر می شد مکالمه ای را با مادرم از دوران نوجوانی به خاطر می آبرم که خیلی از پرده ها را برایم کنار زد بالای پنجاه سال سن داشته اون وقت با یه دختر شش ساله ازدواج کرده خب فکر میکنی تو بیشتر از پیغمبر الله میفهمی تو کی هستی که بخوای در مورد کارهای اون نظر بدی؟ آخه مگه بچه باز بوده؟ نه این حرفا چیه؟ اون بعد از اینکه آیشه خانم شده بود با سکس سیکس کرد. بعد از اینکه قاعده شده بود. قبل از اون فقط با اون کارهای دیگه میکرده تا آمادش کنه. برای اینکه وقتی وقتش رسید باهاش راحت باشه. سبحان الله رسول الله همیشه همینطور با ملاحظه بود و همینجوری مراعات میکرد آهان پس آیشه بزرگ آره از دید الله بزرگ شده بود وقتی تو هم قاعده بشی دیگه خانم میشی و تمام گناهات پات نوشته میشه قبل از اون بچه هستی و هیچ کدوم از کارات نوشته نمیشه خب اون موقع چند سالش بود نه سال نه اینکه که خانم حساب نمیشه این مکالمه که رسیدیم دیگر صدایم را بالا برده بودم مادرم با تودهنی پاسخ سوالاتم را داد و یک مشت لیچار و ناسزا را پشت بندش کرد و به من یادآور شد که این شیطان است که دارد این شک و شبه ها را در گوشم زمزمه می کند. شیطان قویتر از آن بود که من بتوانم با او بجنگم. سعی می کردم سوالاتم را فرو بخورم. اما گاهی نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. و همانطور که این نبرد شدت می گرفت، آنقدر می ترسیدم که حتی جرات نمی کردم در مورد این چیزها از خودم هم سوال کنم. چون الله می توانست فکرم را بخواند و مرا به خاطر شک کردن مجازات کند. هر چیز مثبتی لطف خدا بود و هر چیز منفی به خاطر ضعف من و وسوسه شیطان هیچ وقت احساس نمی کردم که کنترلی روی زندگی هم دارم اما بدون شک این تردیدها وسوسه شیطان نبود صرفا پرسشگری طبیعی و فکر نقادانه بود این مسئله یکی از سختترین مسائلی بود که بعد از ترک اسلام با آن روبرو شده بودم تصمیم گیری اعتماد به افکار و نداهای درونیم که دائم در گذشته خفه می شد. اکنون باید آنها را دوباره فرا میخواندم و یاد میگرفتم که چطور ندای درونی خودم را بشنوم و به آن اعتماد کنم من یاد نگرفته بودم که فکر کنم فکر کردن ممنوع بود و در واقع تنبیه در پی داشت فقط یاد گرفته بودم کاری را که به من گفته میشد انجام دهم کوچکترین چیزهای زندگی برایم تعیین شده بود اجازه نداشتم هیچ تصمیمی بگیرم طریقه توالت رفتن، نوشیدن آب، کوتاه کردن ناخونها، پوشیدن کفش و تمام کارهای دیگر مشخصاً تعیین شده بود. من فقط وسیله‌ای بودم که برای اشاعه پیام الله غرق شده بود و امید میرفت که جانم را در این مسیر فدا کنم. زندگی یک مسلمان واقعی بی کم کاست. تسلیم یک هیچ وقت از نقشی که برایم تعیین شده بود راضی نبودم. یادم میآمد قبل از آنکه آن مرد شنی وارد زندگی ما شود هیچ لایه سیمانی رویم ریخته نشده بود من در برابر هر لایه از سیمان که رویم ریخته میشد مبارزه می کردم. یادم است قبل از آنکه مادرم با او آشنا شود و یک مسلمان بنیادگراه تمام عیار بشود و موهایش را بپوشد و به همه چیز بگوید حرام کلاس شنا می رفتم و در پارک بازی می کردم. یادم است مجبور نبودیم قبل از طلوع از خواب بیدار شویم یک مشت کلمه را در گوش فرش نجوا کنیم. یادم است اجازه داشتم با عروسک باربی هم به همراه بچه های غیر مسلمان همسایه بازی کنم. به یاد دارم جشن تولد می گرفتیم، شنا می کردیم و بیسکویت اورئو می خوردیم. همه این کارها و خیلی از کارهای دیگر حالا ممنوع شده بود. من در کانادا زندگی می کردم، اما حتی مادرم که در مصر بزرگ شده بود هم تحت چنین شرایطی بار نیامده بود. با حسرت به عکس های سیاه و سفید عروسی پدر و مادرم نگاه می کردم. مادرم در آن لباس عروسیش که تا بالای زانویش می رسید شبیه دخترهای فیلم های جیمز باند شده بود. موهایش را مدل لان زنبوری درست کرده بود و آرایش چشمانش با آن موجه های مصنوعی بلند و کشیده بسیار به چشم می آمد. تقریبا در همه عکس یک رقاص عربی شیک و خوشگل دیده می شد. قبل درها به آن عکس های عروسی نگاه می کردم و مات و مبهوت می ماندم از اینکه دنیای مادرم چقدر با من متفاوت بوده است. خیلی از چیزهای داخل آن قاب ده در پانزده سانتیمتری حرام بود. پای مادرم به بود، لباسش چسبان بود، آستینهایش فقط تا آرنج می رسید، آرایش داشت و موهایش را نپوشانده بود. حتی سبک آرایش موهایش در اسلام حرام بود. در عروسیش الکل، موسیقی و رقص بود که همه هم حرام بود. احتمالا مادرم در طول تربیتش اصلا واژه حرام به گوشش نخورده بود. شاد و خوشبخت زندگی کرده بود. عموی پدرش اولین رئیس جمهور مصر بود و به همین خاطر حسابی قدرت داشتند و پولشان از پارو بالا می رفت. پانویس بیسکویت اوریو یا اوریو شبیه یکی از دخترهای فیلم جیمز باند یا باند گرل محمد نجیب 19 فوریه 1901 تا 28 اوت 1984 نظامی و سیاستمدار مصری و نخستین رئیس جمهور مصر بود. پایان پانویس وقتی که عموی پدر بزرگم قدرتمندترین مرد کشور شد، پدر بزرگم متعهل بود و سه بچه داشت. با وجود این، تصمیم می گیرد از شهرت تازه و نوکسیگیش بهره ببرد و زنی سفید پوست بگیرد. دوست داشت سوگلیش رنگ و لعاب اروپایی داشته باشد اما در عین حال از نظر دین هم به او بخورد به همین خاطر هم یک دختر جوان ترکیه ای را به عنوان همسر دوم همزمان خود اختیار کرد وقتی که مادر بزرگم به مصر آمده بود حتی یک کلمه عربی هم بلد نبود اما به خاطر زحمتی که به جان خریده بود حسابی لیلی به لالایش میگذاشتند او را در قصری بزرگ جای دادند که چندین خدمتکار داشت و پشت هم بچه آورد. دقیقش را بخواهید هفت بچه آورد وقتی جمال عبدالناصر قدرت رسید عموی پدر بزرگم از جلال و شوکت افتاد و به حبس خانگی رفت تحمل این مسائل برای پدر بزرگم ممکن نبود با مجموع ده بچه و دو زن حسابی دیگر به اینجا اش رسیده بود و همین خاطر به عربستان سعودی مهاجرت کرد از بعضی از خشاوندان شنیده بودم که او مجبور به مهاجرت نبود اما برایش بهانه‌ای بود که از زیر بار مسئولیت‌های خانوادگی شانی خالی کند. از آنجا برای دو خانوادهش پول میفرستاد البته که آقا قرار نبود آنجا تنها زندگی کنند و به همین خاطر برای بار سوم هم ازدواج کرد پانویس وی محمد نجیب با جمال عبدالناصر اختلاف پیدا کرد و در اثر این اختلاف در سال 1954 مجبور به استعفا شد جمال عبد حسین دومین رئیس جمهور مصر بود که از 1956 تا هنگام مرگ 14 سال قدرت را در دست داشت. او رهبر انقلاب 1952 مصر بود که منجر به سرنگونی پادشاهی خاندان محمد علی شد. پایان پانویس اما تازه بعد از دانشگاه رفتن مادرم بود که به عربستان فرار کرد. بدون شک مادرم نور چشمی بود. مادرم و خواهر دوقلویش که اولین بچه ها از میان هفت بچه بودند تا تنها کسانی بودند که واقعا سایه پدر را بالای سر خودشان احساس کرده بودند. یک از بچه های دیگر این بخت را نداشتند. بعضی از آنها حتی پدرشان را هم درست به خاطر ندارند. مادرم تمام اون پرستار داشت. هیچ وقت لازم نبود دست به سیاه و سفید بزند. چیزی که جگ شده بود اما واقعی هم بود این بود که وقتی با پدرم ازدواج کرده بود حتی بلد نبود آب جوش بیاورد او به یک مدرسه کاتولیک خصوصی و اعیانی رفته بود آن زمان مردم مصر خیلی سکولارتر از الان بودند این ماجراها قبل از ظهور اخوان المسلمین بود اکنون متاسفانه مسیحیان مصری فوج فوج در حال عبادت در کلیساهایشان کشته می شود و حتی مسلمانانی هم که از دید سنی های تندرو مسلمان درست و حسابی به شمار نمیآیند، مثلا مسلمانان صوفی در مصر در مسجدهایشان کشته می شود سر تا سر خاور میانه و شمال آفریقا افراطی در از قبل شده است و افراطیان آنها پایشان به اروپا و آمریکای شمالی هم رسیده است حتی تحمل دیگر مذاهب اسلامی را هم ندارند در انگلستان یک سنی تندرو یک مغازهدار احمدی را به خاطر تبریک عید پاک به مشتریان ثابتش کشته بود پانویس اخوان المسلمین یک جنبش افراطی فراملی اسلامگرای اهل سنت است که در بسیاری از کشورهای عربی طرفدار دارد اخوان المسلمین را میتوان بزرگترین گروه سیاسی سنی در جهان به شمار آورد این جنبش در سال 1928 میلادی یا 1307 شمسی یا 1347 قمری در شهر اسماعیلی مصر به رهبری حسن البنا بنیان نهاده شد و سپس فعالیت خود را به دیگر کشورهای عربی و اسلامی گسترش داد. پیروی فرقه احمدیه فرقه از دین اسلام که ریشه در تعلیمات و زندگی میرزا غلام احمد بنیانگذار این مذهب دارد که ادعای مهدویت و منجیگری می کرد. پایان پانویس اکثر مسلمانان سنی هستند حدود 90 درصد شیعیان در جایگاه دوم قرار دارند حدود 10 درصد و بقیه فرقه ها جمعا کمتر از یک درصد هستند در این کتاب وقتی به مسلمانان اشاره میکنم منظورم اکثریت سنی است چون تجربه من از اسلام همین مذهب تسنن بوده است در دوران مادرم معمول بود که مردم به اسم مسلمان باشند ولی خیلی هم روی دینشان سفت و سخت نباشند زنها هجاب نداشتند مشروبات الکلی می نوشیدند و اسلام در میان مسلمانان همان جایگاه بی تشلوفی را داشت که امروزه مسیحیت در میان اکثر مسیحیان دارد اما دیگر همه چیز عوض شده است من از این بابت عصبانی بودم که مادرم چنان زندگی پرزرق و برقی داشته است اما من مجبور بودم سوره های قرآن را یاد بگیرم اجازه دوچرخه سواری نداشتم چون ممکن بود بکارتم را از دست بدهم یا اجازه نداشتم شنا یاد بگیرم چون لباس شنا زیادی لخت بود چرا آزادی هایی را که خودش از آنها بهره بود از من دریغ می کرد او دوستان مسیحی داشت اما من حتی اجازه نداشتم که با چلسی و لینزی که هم طبقه خودمان بودند بازی کنم چون کافر بودند آنها هر روز در آپارتمانمان را می زدند میشه بیایم با یاسمین بازی کنیم مادرم همیشه جواب میداد نه الان نمیشه من در راه رو دستهایم را به نشانه التماس بالا می بردم به این امید عبست که شاید مادرم دلش به رحم بیاید. میشه اون بیاد خونه ما؟ نه اون حالا کار داره. من با صدای نازک و بچگانه هم می گفتم، اما من کار ندارم. برد اتاقت. همیشه به این فکر می کنم که اگر آن بمب اتم در خانه من منفجر نشده بود چقدر زندگی من ممکن بود متفاوت از این باشد. آن بوم مردی بود که با مادرم به عنوان زن دوم ازدواج کرده بود. امو ورود او به زندگی ما واقعا مثل انفجار یک بمب بود. نهایی نهوی فقط ناگهان یک دیوانه زنجیری روی سرمان آوار شد. با آن ریش های جولیده و دست های کبر بسته طوری وارد خانه ماش میشد که انگار خودش صاحب خانه بود. به جز مواقعی که پاهایم را به پای تخت می بست به ندرت به من محل می گذاشت. هیچ خبر نداشتم که مادرم زن دوم است. ما او را عمو صدا می زدیم و خودش زن و بچه داشت. تازه وقتی که به کالج می رفتم، مادرم از این حقیقت پرده برداری کرد. چند همسری در حکومت لیبرال دموکرات کانادا جرم است و برای همین هم مادرم به ما که بچه هایش بودیم اعتماد نکرده بود و این حقیقت خطیر را با ما در میان نگذاشته بود. گویانه میدانست که دولت وقتی هر از گاهی از مردهای مسلمان چند زنه باخبر میشد خودش را به کوچه علی چپ میزد. زد. میلیونها دلار بودجه دولت به پای حمایت از مردان قانون شکن به هدر می رفت. اگر مردی نتواند هزینه تمام همسرانش را بپردازد می رود از آنها می خواهد که به عنوان مادر تک سرپره است برای دریافت کمک های اجتماعی اقدام کنند و به همین راحتی مشکل حل می شود. مادرم یکی از این زنان بود. او فقط به صورت اسلامی و نه به صورت رسمی با این مرد ازدواج کرده بود به همین خاطر می توانست به عنوان مادر تک سرپرست کمک های اجتماعی دریافت کند و دولت هم کاری به این نداشت که او با این مرد ازدواج کرده بود چون تجسس در این امور نجات پرستی یا چیزی شبیه به آن محسوب می شد. با اینکه اصولا او پدرخانه من بود هیچ وقت او را به این عنوان خطاب نکردم. ما هرگز رابطه پدر و دختری نداشتیم. او فقط مردی بود که ما را کتک میزد و چیزی که بعدها دستگیرم شد گاهی هم با مادرم میخوابید. بعضی وقتا که از مدرسه برمیگشتیم میدیدم که او در خانه ایمان بود میپرسیدم مگر چه خطایی از من سر زده آخر هدف پشت همه ملاقاتهایش به خانه ایمان این بود که یکی از ما را کتک بزند انگار کسی که میخواهد حیوانی را از خود براند مادرم به من میگفت هیچی بر تو اتاق بازید یک بار وقتی به توالت رفتم صدای آنها را شنیدم که با هم زیر دوش بودند مسئله مهمی نبود آخر قبلترها من و برادرم نیز با هم حمام کردیم. بعدها یک بار جلوی زنش یادم نیست به چه دلیل گفتم که آنها با هم حمام رفته بودند چی اصلا هم چنین چیزی نبوده او و مادرم هر دو قویا منکر این قضیه شدند چرا بودین خودم صدای هر دوتون رو شنیدم آنها به طرز غیر قابل وصفی پایشان را توی کفش کرده بودند که من اشتباه میکنم و من هم حکمتش را نمیفهمیدم احساس بدی است وقتی که بدانی مادرت دارد دروغ میگوید اصلا تصورش را هم نمیکردم که این کار از او بر بیاید. آنها هم اصرار روی اصرار که من خیالاتی شدم عاقبت خودم هم حرفش را باور کردم با اینکه با چیزی که برایم مثل روز روشن بود تعارض داشت چیز را که دیده بودم ندیده بودم آنچه را که شنیده بودم نشنیده بودم فقط چون که مادرم خلاف آن را گفته بود و من هم باید حرفش را باور میکردم چه بود اون مادرم بود از چشمهایم هم بیشتر به او اعتماد داشتم پس کوتاه آمدم و قبول کردم که آن دو با هم در حمام نبودند و حتما خیالاتی شدم وقتی مادرم به من گفت با آن مرد صحبت می کند و از او می خواهد که دیگر ما را کتک نزند دقیقا همین حس به من دست داد. من هم حرفش را باور کردم. هرچند که درست روز بعد سر و کله آن مرد دوباره پیدا شد. از کجا میفهمید که ما نمازمان قضا شده است او که آنجا نبود حرفهای مادرم این قدرت را داشت که جای واقعیت را بگیرد قبل از شبیخون این مرد به خانه ما زندگی بسیار آرامی داشتیم در ساختمانمان یک استخر روباز داشتیم تازه یاد گرفته بودم زیرابی بروم هنوز اعتماد به نفس لازم برای کرال سینه را نداشتم اما مصمم بودم آن را یاد بگیرم ما در ساختمانمون یک زمین بازی هم داشتیم که می ساعتها در آن بازی کنم. دوچرخه سواری می و با دوستانم با عروسک های باربی بازی می کردیم. من و خواهر و برادرم حسابی آزاد بودیم. بچه تر از آن بودیم که بفهمیم این آزادی در واقع به خاطر غفلت است. فکر می کردیم آزادی یعنی اینکه تا هر وقت بخواهیم بیرون بمانیم و بازی کنیم. وقتی همه دوستانم برای شام به خانهشان برگشته بودند و دیگر کسی نمانده بود تا با او بازی کنم من هم برمیگشتم بالا اما هرگز شامی روی میز انتظار مرا نمیکشید مادر دوستم میپرسید الان نباید برگردی خونه نه من تا هر موقع یه دلم بخواد با میتونم بازی کنم وقت خوابه چه ساعتیه من با غرور پاسخ میدادم من ساعت خواب ندارم دوستم میگفت خوش به حالت مادرم اکثر وقتش را به تماشای سریال های آبکی و تخم شکستن میگذراند صبح میرفتم مدرسه و وقتی برمیگشتم میدیدم که همچنان همان جایی که صبح نشسته بود نشسته است با این تفاوت که کپه پوست تخمه ها پر در شده بود هر از گاهی با فریاد صدایم میزد تا بروم کانال تلویزیون را برایش عوض کنم حالا که به گذشته نگاه میکنم حدس میزنم دچار افسردگی بوده است پدرم و مادرم در دانشگاهی که در مصر با هم آشنا شده بودند و با هم به سانفرانسیسکو مهاجرت کرده بودند دوران صلح عشق و هیپاپی های سان فرانسیسکو در دهه 60 تاثیر مخربی روی زندگی مشترکشان گذاشته بود به خاطر همین هم به ونکوور کانادا نقل مکان کردند با وجود این زندگی مشترکشان هم از هم پاشید پانویس سریال های آبکی یا سوپ اپرا پایان پانویس مادرم در یک کشور غریبه گیر افتاده بود هیچ سیستمی برای حمایت از او وجود نداشت و سه تا هم بچه روی دستش بود. به هر دری میزد که بتواند یک جامعه یا یک شبکه حمایتی پیدا کند که بدبختانه سر از مسجد محل درآورد. در آنجا بود که با آن حیولا آشنا شد و او به مادرم پیشنهاد ازدواج داد و قول داد که او را از این درماندگی بیرون بکشد و خرج سه بچهش را بدهد. از من مادرم خیلی احساس تنهایی و بیپناهی می کرده است و بدون ذره باور به این امر که به عنوان یک زن قدرت اختیار دارد بدون این اعتماد به نفس که خودش میتواند به تنهایی و بدون نیاز به یک مرد انسان موفقی شود خودش را مثل انگلی میدید که به دنبال یک میزبان می گردد بس آویزان این مرد شد مردی که طبق نظام طبقاتی مصر مرتبه خیلی پایینتری از او داشت مردی که بچه رو کتک میزد اما مادرم فکر میکرد تنها چارش این است که واقعی ننهد و آنچه را که نصیب شده است غنیمت بشمارد با آن حال افسرده و سردرگمی که داشته است احتمالاً باعث شده بود سادگی و نظم اسلام برایش جذاب شود اسلام ساختاری چنان سفت و سخت دارد که تا نحوه ناخون گرفتنت را هم تعیین میکند کوتاه کردن ناخون آدابی خاص دارد و بعد از آن هم نحوه دورانداختن ناخونهای گرفته شده نیز آداب خاص خودش را هیچ چیز هیچ تصمیمی به خود شخص محول نمی شود کوچکترین جنبه های زندگی را برای از پیش مشخص می کند برای کسی بدین سان گیج و وحشت زده چنین سیستمی که دقتی نظامی گونه دارد موهبت تلقی می شود مادرم با کله این سیستم را پذیرفت درست مثل مسیحیانی که تولدی دوباره, دوباره را تجربه می کنند و خودشان را تسلیم می کنند و توکل می کنند به خدا تقاضا می کنند ایسا مسیح فرمان زندگیشان را در دست بگیرد. او نمیخواست مسئولیت تصمیم گیری را به عهده بگیرد. میخواست همه تصمیماتی را که خودش را برای اتخاذشان فاقد صلاحیت میدانست به دوش الله بیاندازد. این کار آرامش زیادی به انسان می دهد. دیگر مجبور نمیشد در هر کاری هزاران گزینه را بسنجد تا بهترین راه را انتخاب کند. این کار از قبل انجام شده بود. فقط باید دنبال روی و اطاعت پیشه می کرد. در راه باریک و مستقیمی که دین برایش ترسیم کرده بود قدم بردارد. واقعا چه نعمتی؟ مجذوب و مستقرق این چشمنداز شده بود. نه تنها راهی را بر پیش پایش گذاشته بود که با زندگی در کشوری غریب که سیستمی هم برای حمایت از او نداشت کنار بیاید بلکه به او کمک میکرد از عهدهی سه بچه پرسر و صدا و بهانهگیر هم بر بیاید بارها به من گفته بود از بچه خوشش نمیآید می گفت اینکه دیگران اینقدر برای بچه های کوچک قش و ضعف می روند برایش عجیب است. نمی توانست درک کند که چرا بعضی ها این همه برای بچه سر و دست می شکند. این همه ادا و اصول برای یک بادکنک که آب از دهانش میآید و گریه می کند؟ اما فرهنگی که در آن بزرگ شده بود حق انتخابی به او نمیداد و از او انتظار داشت که بچه بیاورد. هیچ وقت احساس نکردم هیچ کدام از ما ما را خواسته باشد یا حتی ذره حس مادری در وجودش باشد فرهنگش هم این امکان را کامل از او گرفته بود که توانایی کوچکترین اعمال قدرتی را بر زندگیش داشته باشد متاسفانه در جوامع زنستیز مادران اغلب نسبت به دختران خود بیرحم میشوند تنها جایی که می توانند اعمال قدرت کنند در حق فرزندان معنسشان است ای او به بچه حتی به فرزندان خودش باعث شده بود که برادر و خواهرم را در عربستان سعودی پیش خانواده شوهرش رها کند تا آنها که خودشان هم آنجا غریب بودند از بچه هایش مراقبت کنند خواهر و برادرم را دو سال پدر بزرگ و مادر بزرگم بزرگ کردند و بعد مادرم سر من باردار شد گویا تلاشی ته تلاشی ناموفق برای اینکه پدرم او را ترک نکند مدتی یواشکی قرص های ضد بارداریاش را مصرف نکرده بود وقتی پدرم میخواسته است ترکش کند به او گفته که باز این بار سر من باردار است به این امید که این خبر مثل دفعات قبل از رفتن منصرفش کند اما این بار پدرم اهمیتی نداده بود با وجود این ترکش کرد من از محقق کردن تنها هدفی که برایش به دنیا آورده شده بودم باز مانده بودم من سربار بودم بی مصرف و به نوعی تلفات جانبی یک نبرد شاید بعد از ده سال جنگ و دعوا در زندگی مشترک پدرم به این نتیجه رسیده بود که مادرم خودخواه است و دوست دارد دیگران را کنترل کند شاید میخواست که خودش را از این مخمسه نجات دهد به همین خاطر رفت و ازدواج مجدد کرد و سه بچه جدید هم آورد و ما ماندیم و یک آدم خودشیفته که برای دستیابی به اهداف خودش یک حیولا را وارد زندگیمان کرده بود همیشه پیش خودم خیال بافی می کردم که پدرم میآید و مرا نجات می دهد. اما حتی او را نمی شناختم. پدر و مادرم قبل از تولد دو سالگی من طلاق گرفته بودند. پدرم قبل از اینکه مجددا ازدواج کند و بچه دار شود هر چند وقت یک بار به دیدنمان می آمد. مرا به مکدونالد و آکواریوم می برد. یادم میآید به خانه دوست دخترش می رفتیم و با عروسک های روسیش بازی می کردیم. اما هیچ وقت در حقم پدری نکرد. مادرم خیلی راحت می توانست داستانهایی را سرهم کند از اینکه پدرم چه موجود خبیسی بوده است چون او هیچ وقت نبود که بتواند از خودش دفاع کند هیچ وقت نبود تا خلاف ادعای مادرم را ثابت کند در طول زندگیم به طور میانگین او را در هر دهه یک بار دیدم چون که پدری نبود که مرا نجات دهد هر از گاهی رویا پردازی می کردم که من فرزند خوانده هستم و خانواده دیگری دارم خانواده ای که با آن سازگارم مایی ننگشان نیستم تا زمانی که دوباره پیش خانواده واقعیم برگردم چاره ای نداشتم جز اینکه این مرد وحشتناک را که مادرم با او ازدواج کرده بود و هر روز برای قسمت های بیشتری از زندگیم سایه می تحمل کنم. مجبور بودم هر خشونت بدرفتاری یا تحقیری را که هر روز سرم می آورد، تحمل کنم. پانویس عروسک های روسی یا راشن دالز پایان پانویس یکی از اولین کارهایش این بود که همه صفحه های گرامافون مادرم را شکست و خودش دستگاه گرامافون را نام نابود کرد. تمام آلبوم های هنک ویلیامز، دالی پارتن، فت آلبرت و کنی راجرز را جلوی چشم های بود زده ما با وحشیگری تمام خورد کرد. چرا مادرم جلویش را نمی گرفت؟ چرا به این مرد اجازه میداد چیزهایش را خورد کند؟ بزدلانه گوشه ایستاده بود. در حضور آن مرد مادرم به آدم دیگری میشد ناگهان ساکت و مطیع میشد و حسابی به درش راه میآمد مادرم تنها کسی بود که می توانستم به او پناه ببرم اما اصلا شباهتی به شخصیت واندرومن تلویزیون نداشت آنجا بود که فهمیدم هیچ وقت برای دفاع از من توی روی کسی نخواهد ایستاد هرگز از من در برابر تنبیه های آن مرد دفاع نخواهد کرد او حتی حاضر نبود آلبوم های خودش را نجات دهد آن مرد ما را تشویق می کرد که در شکستن آلبوم ها همراهیش کنیم اما من هیچ تمایلی به خورد کردن آلبوم ها نداشتم. در آن لحظه متوجهش نشدم اما اولین لایه از سیمان را همونجا رویم ریختند. هنوز خوش نشده بود به همین خاطر هم قبل از طرح پرسش تردید نکردم. تکه های خورد شده آلبوم کمدی های بیل کازبی را جمع کردم و از مادرم پرسیدم چرا او دارد این کارها را می کند. چون اینا حرومه. حرام تنفرم از این واژه روز به روز به حدی شدت گرفت که حد و حساب ندارد تا به امروز با این قضیه مشکل دارم که بخواهم چیزی را از خودم دریغ کنم به خاطر اینکه همه آن سالها عملا از همه چیز محروم بودم پانویس هنک ویلیامز دالی پارتن فت آلبرت کنی راجرز واندر وومن یک ابرقهرمان زن شخصیت معنیس شبیه به سوپرمن و با لباس و قدرت های شبیه او. بیل کازبی، کمدیان، بازیگر، نویسنده و تهیه کننده تلویزیون آمریکایی. پایان پانویس. بی هجاب. نوشته یاسمین محمد. راوی، نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. آوای بوف مصر قبل از اینکه گرمای قاهره را حس آن را استشمام می کنی عطر خشت پخته پوسیده و خاکالود آمیخته با بوی فاضلاب عواسط سالی که کلاس دوم بودم مادرم بدون هیچ گونه اطلاع و آمادگی قبلی ما را از کانادا به قاهره برد در واقع فکر نمی کنم اصلا اعتقادی به این داشت که ما باید از قبل خبر داشته باشیم به نظرم انتظار داشت ما عین بچه اردک هر جا می رود پشت سرش راه بیفتیم. عاقبت خواهیم فهمید که اوضاع از چه قرار است. بهترین قسمت ماجرا این بود که از شر او یعنی امو خلاص شدیم. و از ترس و استراب کلاس دوم هم در امان بودم. از خانم ناهلت که مطابق افسانه معروف بود یک بار میز تحریر را به سمت پسری که اذیت کرده بود پرتاب کرده است. من با او مشکلی نداشتم اما همیشه نگران بودم آخر هیچ وقت معلوم نیست چه چیزی بزرگترها را از کوره به در میبرد مصر جای خوبی از کار درآمد به خصوص به این خاطر که کلی خالزاده داشتم که با آنها بازی کنم هیچ وقت هیچ کس به من نمی گفت نماز بخوانم و هیچ کس هم از من نمی خواست سوره های قرآن را حفظ کنم شبها همه با هم روی زمین در کیسه خوابهای علکی که از پتو درست کرده بودیم میلولیدیم من فقط یک شب جایم را خیز کردم بعد از آن شب از فرط خجالت مجبور شدم یاد بگیرم مثانهام را کنترل کنم اما هنوز انگشت شستم را میخوردم بعد از خاموش شدن چراغها سرم را زیر پتو قایم میکردم انگشت شستم را در دهانم میگذاشتم و خودم را با حرکتی گهواره مانند خواب میکردم صبحها با بانگ خروشامیز از آن که از بلندگوهای بام مسجدهای دور و برترین انداز می شد بیدار می شدم و آخرین آثار نسیم خنک شب را احساس می کردم و البته آن بو را هم استشمام می کردم. هر خانه محل انباشت زباله مخصوص به خود را داشت. آشخالها را خیلی راحتتر از پنجره روی توده ای از زباله در خیابان پرت می کردند. سوسک و گربه ولگرد مثل مور و ملخ همه جا ریخته بود. ما در مرکز قاهره زندگی می کردیم. جایی بسیار کثیف و گرم که هوایش از بوی پایان ناپذیر زباله های داغ یا گنداب و یا هر دو آکنده بود. اما هیچ یک از اینها برایم مهم نبود. تنها مشکلی که داشتم دلپیچه مداومم بود و مادرم عین خیالش نبود. میشه اینقدر نق نزنی؟ هر روز خدا داری از شکمت مینالی. به خاطر همین هم ناله هایم رو توی دلم میریختم. آنقدر دردم را پنهان کردم که دیگر یادم رفت درد کشیدن یعنی چه حالا میدانم که در مصر دچار انگل شکمی شده بودم و هر روز عذابم میداد بیش از سی سال این بیماری بدون تشخیص باقی ماند دکترهای کانادا هرگز به این فکر نیفتادند که وجود این انگل را بررسی کنند چون این عفونت فقط در افرادی دیده میشد که در کشورهای در حال توسعه بزرگ شده بودند مثل دهی هشتاد هم مطمئنا چنین وضعیتی داشت اما بهای نبوده دلپیچه هر روزه به دیدنی روی کریه عمویم صد شرف داشت وقتی فهمیدم که قرار است برویم و در مصر زندگی کنیم خیلی هیجان زده شده بودم آنقدر از او دوریم که مادرم نمیتواند به او زنگ بزند تا بیاید روی سرمان خراب شود از اینکه دیگر او را نمیدیدم در پوست خودم نمیگنجیدم خیات اندازم را برای لباس فرم مدرسه گرفته بود و کتاب و دفتر و مداد هم خریده بودیم من نگران مشکل زبان بودم و اینکه از دیگران عقب بیفتم چون عربی را به خوبی بقیه صحبت نمی کردم. نگران بودم که چون چند ماه از شروع سال تحصیلی گذشته بود رسیدن به سطح بقیه در کلاس سخت باشد اما با دختر خاله هایم قول دادند که به من کمک خواهند کرد و جای نگرانی نخواهد بود همین که داشتم خودم را از لحاظ روانی آمادی رفتم به مدرسه دولتی در مصر می کردم همان اتفاق دوباره رخ داد مادرم تصمیم گرفت از مصر برویم نه حرفی نه گفتی نه توضیحی یک هو دیدیم که سوار هواپیما هستیم و داریم به کانادا برمیگردیم آنقدر ناامید شده بودم که حد دو حساب نداشت قرقر کنان گفتم اما ما تمام وسایل و تلویزیونمون رو فروختیم اشکالی نداره دوباره می خریم مادرم خوش نداشت به یک بچه خیر سر حساب و کتاب پس دهد من هم باید خفه خون میگرفتم و مثل خواهر و برادرم بیچون و چرا اطاعت میکردم اما کجا قرار زندگی کنیم تا زمانی که بتونیم خونه پیدا کنیم پیش عمو منیر میمونیم قلبم ایستاد نه مامان تو رو خدا نه بی اختیار جیغ میکشیدم و آبشار اشک از چشمانم سرازیر بود در کمال تعجب خواهر و برادرم نیز در این قیام با من همراهی کردند معمولا با یک توسری کارم را یک سره می اما این بار چند نفر به یک نفر بودیم و زورمان چربید به همین خاطر هم مادرم روش جدیدی را در پیش گرفت فقط یک کمی قول میدم خیلی اونجا نمیمونیم قول همگی با هم ناامیدانه التماسش کردیم آره نگران نباشین خیلی زود برای خودمون یه جایی رو پیدا میکنیم مادرم طی همه آن سالها دروغهای خیلی خیلی زیادی را به من گفت اما این بدترین دروغش بود الان که خودم یک مادر هستم اصلا برایم قابل درک نیست که یک زن چگونه میتواند تصمیمی را بگیرد که اینگونه باعث وحشت هر سه بشود اما او میدانست که ما از آن مرد بیزاریم و دلیلش را هم نیک میدانست میدانست دارد به ما دروغ میگوید اما برایش مهم نبود در مصر از حمایت خواهران و بقیه خیشانش برخوردار بود تنها نبود اما همه آنها ازدواج کرده بودند و او در مقابلشان احساس حقارت میکرد او میتوانست ما را از خشم منیر در امان نگه دارد میتوانستیم در مصر بمانیم اما مادرم متعلقه بود و اگر خود را آویزان یک مرد نمیدید حس پوچی میکرد حتی اگر آن مرد و آن مرد وحشی باشد و بچه هایش را کتک بزند. پس اگر آویزان بودنش به یک مرد به معنی بدبختی همه ما بود، باز هم تصمیمش همین بود. به این ترتیب بود که ما به زیرزمین یک زیرزمین تک اتاقه و نیمه کاری آن مرد در بریتیش کلمبیای کانادا نقل مکان کردیم. اصلا حس خانه را برایم نداشت. شلم شوربایی که در آن واحد هم اتاق نشیمن بود، هم اتاق غذاخوری، هم اتاق خواب و هم انباری. از نظر قانونی اجازه کامل کردن زیرزمین را نداشت پس ما در فضای غیر قابل زندگی روزمان را شب می کردیم. چیدمان محل های زندگی روشی بود برای تاکید بر سلسله مراتب موجود. طبقه بالا منیر با زن و بچه های زندگی می کرد و مادر من را که زن دوم غیرقانونی و زیر دست محصوب می شد با بچه هایش به زیرزمین انداخته بودند. وقتی که ما در مصر بودیم سه بچه او از آنتاریو آمده بودند پسر بزرگش معتاد مواد خانمان برانداز بود و زن سابقش نگران بود دو بچه دیگر را هم از راه بدر کند و همین خاطر هم هر سه بچهش را به نزد پدرشان فرستاده بود و خودش هم به مصر رفته بود بعضی ها طوری بچه پس میاندازند و آنها را از این طرف و آن طرف رها می کند انگار نه انگار که اینها انسان هستند مادرم برادر و خواهرم را در عربستان رها کرده بود. پدرم ما سه تا بچه را ول کرده بود. عمویم بچه های خودش را و حالا زن سابقش سه تا را ول کرده بود و رفته بود. نمیفهمم آدمها چطور می چنین کاری بکنند اما گویا این پدیده در زندگی من چیز معمولی بود. پسر بزرگی منیر زیاد دوام نیاورد از خانه فرار کرد. با قطار به آنتاریو برگشت. در آنجا دوباره به رفقای سابقش ملحق شد و مدتی بعد در اثر مصرف بیرویه مواد مخدر مرد من فقط دو سه بار او را دیدم اما همان کافی بود تا برای همیشه از مواد مخدر گریزان باشم دو بچه دیگر که یک پسر و یک دختر بودند با ما بزرگ شدند دخترش حدود دوازده سال و پسرش حدود نه سال سن داشت زن فعلی شماره یک که یک تازه مسلمان فرانسوی کانادایی بود به اندازه من از این وضعیت ناراضی بود من نمیفهمیدم روی چه حسابی با این وضع کنار آمده بود و راضی شده بود شوهرش زن دومش را با صدا بچه بیاورد که در زیرزمین خانهشان زندگی کند. داستان زندگیش فقط توجیهگر بخشی از معما بود. او در یک جزیره کوچک در کبک در یک خانواده کاتولیک بزرگ شده بود. بعدها که با افراد دیگری از آن جزیره آشنا شدم فهمیدم که زندگی در آنجا به نحوی است که گویی زمان برای آنها متوقف شده است. زنها در آنجا هنوز طبقه فروده است به حساب میآیند و فمینیست در میانشان فوش تلقی می شود. او در محیطی بزرگ شده بود که مردها را ارباب و زنها را مایملک آنها میدانستند بنابراین برای اینکه از آن وضعیت گذار کند و یک زن مسلمان بشود لازم نبود راه زیادی را بپیماید آینده رومانتیکش درخشان نمینمود و والدینش احتمالا تصور میکردند که راه بخواهد شد وقتی که داشت برای یه زندگی در سومه آماده میشد مدتی پرستاری کرده بود البته نه یک پرستار واقعی مادرم همیشه آماده بود که بگوید فقط لگن زیر پای مریضا رو تمیز می کرده. در بیمارستان با یک سرایدار مصری آشنا می شود که متحل و صاحب سفرزند بود. ولی این قضیه مانع آن نمی شود که با هم سر و سر نداشته باشند. کسی چه می داند؟ لابدان مرد کشته و مرده گوشت سفید بوده است. لابدان زن هم تشنه این, این بوده است که مردی به او توجه کند حالا فرقی هم نمیکرده است چه مردی بالاخره مرد زن اولش را با سه بچه در آنتاریو رها کرد و با زن جدید و تازه مسلمانش به بریتیش کلمبیا رفت تقریبا در همان زمان بود که پدرم همسر و سه کودکش یعنی ما را در بریتیش کلمبیا رها کرد و به کبک رفت مادرم واقعا در پیدا کردن راهی که به پیروزی منتهی میشد کولاک بود پس ماجرا به اینجا رسید که آن زن تازه مسلمان برنده شده بود. مرد زن و سکودکش را در آنتاریا رها کرد و با این زن به بریتیش کلمبیا رفت. زن جایزه اش را برد و با او به جاهای مختلف کشور نقل مکان کرد. اما امور مطابق برنامه پیش نرفت. زن موفق شد همسر اول را از سر راه بردارد اما حالا نه تنها سه بچه ای که آن زن داشت روی دلش بودند بلکه یک زن سوم کاملا جدید و سه هم وارد رقابت شده بودند. چوب بدقبالی او را ما باید میخوردیم ماشین لباسشویی و خشکنش درست وسط زیرزمین ما بود و هر بار که برای شستن لباس ها می آمد با چنان حیبت و شدتی در ما را باز می کرد که صدایش ترین انداز می شود و خودش هم هل می خورد داخل زیرزمین زمین ما. همیشه این کارش به نظرم عجیب می رسید. حالا می فهمم که هدفش از این کار این بود که ما حد و جایگاه خود را بدانیم. بدانیم که یک مشت کرم هستیم که داخل زیرزمین میلولیم. برای مدت طولانی مرتب به مادرم قولش را یادآوری میکردم گفتی زیاد نمیمونیم قول دادی آره خب همین روزاست که بریم بالاخره از نقش بازی کردن خسته شد هنوزم سوزنت گیر کرده بعد از این همه سال از رو نرفتی دلیلش این بود که احمق بودم چون که بیقید و شرط مادرم را دوست داشتم و علیرغم رفتاری که داشت بیچون و چرا حرفش را قبول میکردم هنوز امیدوار بودم غریزه طبیعی مادرانهاش ناگهان بیدار شود و بخواهد که از کودکانش حفاظت کند شاید هم به این خاطر چنین فکر می کردم که راه دیگری نداشتم او تنها پناهم بود آبرو در خانه با این همه بچه اولیا مجبور بودند راهی را پیدا کنند که خاطر جمع شوند همه از آنها حرف شنوی داریم هر کدام از ما برنامه ای داشتیم که باید به دقت آن را رعایت می کردیم. یک سری جلسات خانوادگی داشتیم که در آنها برای کارهایی که انجام داده بودیم سینجیم می شدیم. به خاطر کوچکترین لغزشی که از آن سر زده بود دعوایمان میکردند و بقیه وقت جلسه هم به خاطر چیزهای مختلف سرکوفت میخوردیم از آن جلسات خانوادگی به شدت بیزار بودم چه نمایش مزهکی ما که خانواده نبودیم وقتی که ما را اظهار میکردند من خودم را هلک هلک, هلک از پله ها بالا میکشیدم و بعد همه ما پنج بچه روی زمین نشستیم. چون که فقط بزرگترها حق داشتند روی کاناپه و صندلی بنشینند. انگار که تمایز قدرت هر روز خدا به ما یادآوری نمیشد. جلسات هفتگی را هم گذاشته بودند که آن را خوب توی مغزمان فرو کنند. کفلهایم خواب میرفت و پشتم درد می گرفت و گردنم نیز به خاطر اینکه باید سرم را بالا می گرفتم تا به آنها نگاه کنم به سوزش میافتاد. معمولا اداره جلسات با منیر بود. اما مادرم نیز هر از گاهی یکی دو مدرک سنگین علیهمان رو میکرد. مثلا اگر نمازی از یکی از ما قضا شده بود مادرم حتما آن را ذکر میکرد زن منیر معمولا ساکت بود مگر اینکه لازم بود چیزی را در مورد دو, دو فرزند منیر که با او در طبقه بالا زندگی میکردند ذکر کند تقریبا هیچ وقت در مورد ما سه سنف، نفر که بچه های طبقه پایین بودیم حرفی نمیزد جلسات همیشه با شلاق خوردن یکی از ما پایان میرسید ردخور نداشت فکر میکنم این جلسات تقلیدی از میدان صفاه ریاض بود هدفش تغییر فرد خاطی بود. بعد از این جلسات گاهی ما را میفرستادند برویم برنامه های را بررسی کنیم تا بدانیم که کجا باید باشیم و چه کار باید بکنیم. گاهی هم جلسه با شامی دست جمعی به اتمام می رسید. معمولا هم زن مونی را آشپزی می کرد چون که در آشپزخانه هیچ کاری از مادرم بر نمی آمد. بعد نظافت به عهده ماسب دختر بود. یکی از ما باید میزا جمع, و تمیز می کرد، دیگری ظرفها را میشست و دیگری هم آنها را آب می‌کشید. داشتن ما را تربیت می کردند که در آینده همسران خوبی باشیم آخرالامر پخت و پز هم به گردن ما افتاد پانویس میدان قصاص یا میدان گردنزنی واقع در ریاض عربستان را میدان صفاح میگویند پایان پانویس بعدها وقتی سال هشتم مدرسه کلاس آشپزی داشتیم به آسانی با بالاترین نمره آن را پشت سر گذاشتم در آشپزی حرفه‌ای شده بودم تا آن موقع چند سال بود که هر شب برای هشت نفر غذا می‌پختم البته این فقط بخشی از تعلیمات ما بود دختر بودن در خانواده مسلمان باید حتما تقدیری باشد بدتر از جهنم طوری تو را بار میآورند که از هر کاری که می کنی و هر چیزی که هستی خجالت بکشی اینجوری نخند تو دختری اینجوری نشین تو دختری صدات رو بیار پایین تو دختری چشمات رو بنداز پایین تو دختری دختر حتی اجازه ندارد در چشمان یک مرد نگاه کند باید سرمان را مانند سگ پایین بیاندازیم تا همیشه یادمان باشد که از دیگران کمتریم و این چیزها تمامی نداشت در دوران کودکی هم معادل عربی واژه زشت را هزاران بار توی سرم زده بودند عیب عیب این تنها کلمه ای بود که بیشتر از حرام به گوشم خورده بود در هر فرهنگی که اسلام دین غالب باشد معادل های مختلفی از واجه های عیب را توی سر دختران میکوبند دختران سومالیایی واژه سی ای بی -E -E شبیه ایب خوانده می شود و x i s h o d شبیه خشود خوانده می شود به گوششان آشناست دختران ترک واژه a y i p را زیاد می شنوند دختران مالزیایی واژه عیب دختران پاکستانی واژه حیا و قص و الهازا دختران همیشه این واجه ها را می شنوند چون که آبروی خانواده به دختران آن خانواده علل خصوص میان پای دختران آن خانواده بسته است دختر مقیاس سنجش آبروی یک مرد و خانواده اوست. مرد هرچه کنترلش روی زن و دخترانش بیشتر، ناموس پرستر و آبرو با آبروتر تلقی می شود. این وظیفه اوست که پاسدار آبروی خانواده خیش باشد و مراقب باشد که زنهای خانواده لباسهای ساده و با حیا بپوشند و حجاب خود را حفظ کنند و همچنین خاطر جمع شود که زنان خانوادهش با رعایت اصولی همچون بلند حرف نزدن و پایین را نگاه کردن و سنگین و رنگین عمل کردن در جهت حفظ آبروی خانوادگی عمل کنند. مهمترین جنبه آبرو بکارت دختر است. بکارت دختر باید به هر قیمتی حفظ شود. دخترها نباید دوچرخه سوار شوند یا اسب یا ورزش کنند و با که پرده بکارتشان پاره شود. خانواده ها باید چهارچشمی دخترانشان را بپایند تا آنها با از دست دادن بکارتشان آبروی خانواده را نبرند حال این مهم نیست که بکارتشان را خودخواسته از دست بدهند یا به واسطه تجاوز هدف این است که درست مثل قوطی مکملهای ویتامین قبل از آنکه به دست شوهرش سپرده شود پلمبش باز نشده باشد اگر زنی با پوشیدن لباسهایی که زیادی غربی هستند یا به اندازه کافی در چارچوب و موازین اسلامی نیستند یا با داشتن دوستهای مذکر یا به واسطه از این دستکارهای پیش پا افتاده آبروی خانوادهش را لکه دار کند ممکن است هزینه این سرکشی به بهای زندگیش تمام شود. خشونت و قتل ناموسی به طرز وحشتناکی در جوامع مسلمان سراسر جهان رایج است. سالانه هزاران مورد از آن اتفاق می افتد و شواهد محکمی وجود دارد که این آمار کمتر از مقدار واقعی است. خیلی اوقات خانواده ها می گویند که دخترشان فرار کرده است یا تاکید دارند که دخترشان خودکشی کرده است. این موارد محدود به کشورهای مسلمان نشین نیست. مواردی از خشونت یا قتل ناموسی در سراسر دنیا ثبت شده است. مثلا یک مرد مصری در تگزاس دو دخترش را به ضرب گلوله کشته بود و در نیویورک یک مرد پاکستانی سر همسرش را بریده بود. این گونه داستان‌های خوفناک فراوانند. دخترها دائما در ترس زندگی کنند. معانی مختلف واژه عیب را توی سر ما میکوبند تا به ما یادآور شوند اگر یک ذره پایمان را کج گذاشتیم و آبروی خانواده را به خطر انداختیم ما را به زور شوهر خواهند داد یا بدتر از آن سرمان خواهد آمد اما کسی کاری به کار پسرها ندارد به ندرت پیش می آمد که آن واژه را توی سرشان بکوبند در هیچ کدام از کارهای خانه مجبور به کمک نیستند یادم میآید زمانی از شستن لباسهای برادرم امتناع میکردم آن موقع من نوجوان بودم و او بزرگتر از من بود برادرم چغلی مرا کرد و باعث شد شر به پا شود مجبور شدم بجنگم یعنی نمیتونه چند تا دکمه رو فشار بده چیرش جلوشو میگیره و نمیذاره دکمه رو بچرخونه ناگفته پیداست این من بودم که به خاطر حرفی که زده بودم باید تاوان پس میدادم اما مهم نبود بعد از آن دیگر هیچ وقت لباسهایش را نشستم اما در مقابل خواهرم کاملا مطیع و فرمان بردار بود هر کاری را که به او میگفتند انجام میداد حتی شستن رختهای برادرمان را هیچ وقت چون و چرا نمی کرد. هیچ وقت مقاومت نمی کرد. حتی زیر لب هم غر نمی زد. نقش گوسفند تمام عیار را کاملا برای خود پذیرفته بود. در حالی که من این همه قانون و قواعدی را که از چپ و راست به من تحمیل می شد محدود کننده تلقی می کردم. خواهرم آنها را مایه آرامش و قوت قلب می پنداشت. او از اینکه مجبور نبود فکر کند خرسند بود دوست داشت مسیر مشخصی را که پیش پایش گذاشته بودند دنبال کند از نظر او این چیزها زندگی را ساده و بی تکلف می کرد. درست است که این نوع زندگی خالی از شادی، عشق، شور و کنجکاوی بود اما در این حال آری از ناراحتی، ناامیدی، سردرگمی و یأس نیز بود. اگر لازم بود همه فرازها را در ازای تجربه نکردن همه فرودها از دست بدهد، حاضر بود با اشتیاق چنین معامله ای را انجام دهد. فقط میخواست زندگیش عاطل و باطل سفری شود تا سرانجام مرگش فرا برسد. مهمترین هدفش در امان ماندن از آتش ابدی جهنم بود بهشت به اقوایش نکرده بود بلکه از جهنم وحشت داشت چیزی که برایش انگیزه ایجاد می کرد همین بود با این قضیه که مسیری راست را برای پرهیز از آتش جهنم سپری کند هیچ مشکلی نداشت البته من هم از آتش جهنم وحشت داشتم اما در تعطیل کردن مغزم آنقدرها توفیقی نداشتم مدام اعتراض می کردم، یا دستکم درونم آتشی از خشم برپا بود از آنجا که ما خیلی با هم تفاوت داشتیم از همون بچگی فهمیدم خواهرم متحد خوبی برای من نیست اگر جلویش چیزی میگفتی بیقرار میشد و نیک می دانستی که آن را کف دست دیگران خواهد گذاشت با وجود اینکه خواهرم و دختر عمویمان از نظر سنی کمتر،, کمتر اختلاف داشتند من و دختر منیر از نظر احساسی نزدیکتر بودیم البته به هم اعتماد کامل نداشتیم اما کلافگی هایمان را هر از گاهی با رد و بدل کردن یک نگاه یا گرداندن چشم ها ذره دخلیه می کردیم. اما والدینمان مراقب بودند مبادا بین ما اتحادی به وجود بیاید. همیشه ما را به جان یکدیگر میانداختند. قضیه عجیب این است که طرز رفتارشان به هر پرتلاطمی و خشنی که بود تنها چیزی بود که از ثبات آن مطمئن بودیم و باعث می شد مثل موم کف دستشان باشیم. بابا نوئل اسرارآمیز من دیر توانستم به کلاس سوم مدرسه ابتدایی محلهمان ملحق شوم و چون اواخر کلاس دوم و ابتدای کلاس سوم را از دست داده بودم در ریاضیات مشکل داشتم با بقیه دروس مشکلی نبود و توانستم خودم را به کلاس برسانم اما برنامه آموزشی درس ریاضی چارچوب مشخصی دارد و همچنان در آن لنگ می زدم. کلاس سوم را تمام کردم و وارد کلاس چهارم شدم کلاس چهارم بود که بالاخره داشتم با مدرسه جدیدم اونس می گرفتم. یکی از دخترهای باحال کلاس من را به جشن بابا نوئل اسرارآمیز یا The Secret سنتا دعوت کرده بود و من از این که جزء یکی از دوستان دوستان دختر باحالش به حساب آمده بودم در عرش سیر می کردم. به خانه آمدم و این خبر مسرت بخش را به مادرم اعلام کردم. پانویس سیکرت سنتا یا بابا نوئل اسرارآمیز یک سنت کریسمس در غرب است که در آن اعضای یک گروه به غید قرعه به دیگر هدیه میدهند. پایان پانویز مادرم هم بدون اینکه بخواهد خیلی سرش را از سمت تلویزیون برگرداند گفت من که برای اون کافر و جشن کفر احمقانه احمقانش چیزی نمیخرم. من هم آنجا ایستادم و دستانم را ملتمسانه به هم میفشردم و همچنان امیدوار میپرسیدم میتونم از خونه یه چیزی ببرم؟ میشه فقط کاغذ کادو بخریم؟ مادرم به من توپید و گفت تو چرا اینقدر عاشق کافرایی؟ نمیدونی دوستی با اونا حرومه؟ میخوای الله غضبت کنه؟ الله کسایی رو که با دشمنانش دوست باشن دوست نداره. و دوباره مشغول تماشای تل برنامه تلویزیونیش شد. قلبم فرو ریخت و میدانستم به هیچ وجه تصمیمش عوض نمی شود. فقط یک بار خواستم به آنچه برای من مهم است اهمیت دهد. فقط یک بار خواستم پای دینش را وسط نکشد. اما میدانستم که امیدم عوض است. دینش همیشه هر جهیت داشت مهم هم نبود که من باید چه فلاکتی را به خاطرش متحمل شوم میدانستم آیاتی از قرآن مسلمانان را از دوستی با یهودیان و مسیحیان یا سایر کفار منع کرده است آیه 51 سوره ماعده میگوید ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصاری را دوستان خود مگیرید که بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستی بگیرد از آنان خواهد بود آری خدا گروه ستمگران را راه نمی نماید. چه چیزی ممکن است بدتر از این باشد که به خاطر دوستی با ستمگران الله تو را یکی از آنان تلقی کند؟ اما باز هم میخواستم با آنها دوست باشم. همانطور که به روز رد و بدل کردن هدایا نزدیک می شدیم همه دوستانم هم داشتند از چیزهایی که خریده بودند با هم حرف می زدند. هرچه چه شروع اشتیاق آنها بیشتر می شد قلب من هم بیشتر و بیشتر به درد می آمد. چون ضعیفی اگه قوی بودی میرفتی بهشون میگفتی مزخرفات کفرالدشون پشیزی برات اهمیت نداره. عجز و لابه روی مادرم اثر نمیکرد. روز تبادل هدایا سراسر اشک بودم. باورم نمیشد که مادرم دلش آمده بود چنین کاری را با من بکند و چنین مایه شرم ساری هم شود. شرم این که من تنها کسی در آن مهمانی بودم که هدیه نیاورده بود. هیچ وقت از خاطرم محو نمیشود. تا آن تاریخ توانسته بودم جشنها را با موفقیت از سر بگذرانم هنگام عید پاک با شوق و دقت فراوان در مدرسه تخم رنگ می کردم و بدون اینکه به روی خود بیاورم ماجرای خیالی جستجو برای تخم عید پاک را برای دوستانم تعریف می کردم. موقع هالووین درباره لباس مبدلی که پوشیده بودم و آب نبات گیر آورده بودم خالی می کریسمس سال قبل گوش می کردم ببینم بقیه بچه ها چه چیزهایی را هدیه گرفته بودند و وقتی کسی چیزی از من می پرسید همانها را تحویلش می دادم. پانویس یا ایوها الذین آمنو لا تتخذوا الیحود النصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فا منهم ان الله لا یحد القوم الظالمین سوره ماهده آیه 51 ترجمه فولاد وند ادامه پانویس صفحه 55. و, پنج و پنج. جستجو برای تخم مرغ یک بازی گروهی است که در آن تخم مرغ های رنگ شده عید پاک را جایی پنهان می کنند تا بچه ها پیدایشان کنند. پایان پانویس اوه آره منم همینطور جوراب، لباس خواب، ژاکت. اما دیگر دستم رو شده بود. من یک شیاد بیش نبودم. در حقیقت پاپا نوئل هیچ وقت در خانه ما را نمیزد در حلقه که زده بودیم نشسته بودم و گربه عروسکی خوشگلی را که دوستم به من هدیه داده بود در دست گرفته بودم و اسم کردم در دلم گدازه ی آتش فشانی در جریان است. دوستم با خنده گفت خیلی خوشگله میخواستم واسه خودم برش دارم. ملتمسانه گفتم پس برش دار کارا. برش دار برا خودت مشکلی نیست. نه <تصفح> البته که برا خودم برش نمیدارم. من چیزی رو که تو برام گرفتی میخوام. همینطور که داشتم توضیح میدادم اجازه نداشتم برای او چیزی بخرم چشم همهی بچههایی که در حلقه نشسته بودند روی من خیره مانده بود گفتم که مادرم اجازه نمیداد همه گیج شده بودند احتمالا فکر میکردند دروغ میگویم حرفم اصلا برایشان قابل درک نبود به من نصیحتهایی میکردند که عموما با این عبارات شروع میشد خب چرا بهش نمیگی که یا چطور بگی که دخترک های مهربان و طفل معصوم نمیدانستند که آن فرشته مرگ و عذا گوشش به دهکار دلیل و برهان نیست. فقط لبخند می زدم و سرم را معدبانه به نشانه تاکید تکان می دادم. در جواب گفتم حتماً باشه همین حرف رو بهش می زنم. اما خب می دانستم هرگز جرأت این کار را نخواهم داشت. از ته دل از دوستانم ممنونم که تلاش می به من کمک کنند. همیشه دوستانم را دوست داشتم با اینکه کافر بودند. میدانستم نباید آنها را دوست داشته باشم اما دوستشان می داشتم. آخر چطور می توانستم آنها را دوست نداشته باشم؟ دوستانم مهربان، فداکار و بامزه بودند. از حضور در مدرسه لذت می بردم. از بودن در کنار آنها لذت می بردم. عاشق زندگی بی دغدغه غیر مسلمانان بودم. آنها روزشان را با صحبت درباره چیزهای بدی که ممکن است آنها را اتفاقی به آتش دوزخ گرفتار کند هدر نمیدادند. با هم درباره پسرها و عروسکهای های کبج پچکیتز حرف می زدیم. بازی می کردیم کتاب می خواندیم. من کتاب آن در گرینگی را خوانده بودم. و آرزو می کردم کاش خانوادی مهربان که در دور دست زندگی می کنند مرا به فرزند خاندگی بپذیرد. اما کلمه آزادی کفر بود. با تحقیر ادا میشد. شد. آره دیگه می خواهی مثل دوستای کافرت آزاد باشی؟ بله درست است همین را میخواستم. آزادی چیز خوبی است و آن را پلید جلوه دادند. در مدرسه تمامی نگرانی ها و استراب هایم را به کنار می نهادم. در آنجا خوشحال بودم. هیچ وقت بروز نمی دادم که در خانه بر من چه می گذرد. خواستم در موردش فکر کنم. فکر می کنم نوعی زندگی دوگانه داشتم. خود واقعیم در مدرسه رخ می نمود و خود تقلبیم آن نسخه از من که تمام ناراحتی ها و عصبانیت هایش را فرو میخورد، چون بروزشان فقط شکنجه جسمی به دنبال داشت دخترکی بود که در آن خانه زندگی می کرد. مادرم آنقدر روی حد اقلی کردن تعامل ما با هم کلاسی های کافرمان وسواس و لجاجت به خرج می داد که مجبورمان می کرد هر روز برای نهار به خانه برگردیم. مبادا که در طول روز با آنها معاشرت داشته باشیم. در زنگ تفریح اجازه نداشتم با دوستانم بازی کنم اما همیشه از این قاعده تخطی می کردم. احساس گناه هم می کردم، اما این احساس جلو دارم نبود. پانویس کبچ پچ کیتس عروسک های پارچه شکل با سرهای پلاستیکی که اولین صنایع کولکو در سال 1982 آنها را تولید کرد. ان آف گرین گابلز اولین جلد از مجموعه داستان های آن اثر لوسی ماد مونتگمری پایان پانویس بی هجاب نوشته یاسمین محمد راوی نوای آزادی تولید صوتی آوای بوف تجاوز کلاس چهارم بودم که به مادرم گفتم شوهرش به من تجاوز کرده است. واجه های مناسب را برای این بیان این مفهوم بلد نبودم. اما آنچه را که رخ داده بود برایش توضیح دادم. به من یاد داده بودند همیشه از بزرگترها اطاعت کنم. به خصوص بزرگتری که اگر به حرفش گوش نمیدادم کتکم میزد. بنابراین هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد که در مورد کارهایش تردیدی به دلم راه بدهم برایم عادی شده بود که به من آسیب بزند اینکه مجبور به تحمل آزارهایش باشم و از حمایت مادرم هم بهرهای نداشته باشم برایم عادی شده بود فکر می کردم این تجاوز هم ادامه همان ماجرا باشد اما نحوه واکنشش به شنیدن صدای کسی در حال باعث شد به این فکر بیفتم شاید کاری که دارد انجام میدهد نادرست است مطمئن نبودم اما گفتم به هر حال قضیه را به مادرم بگویم. اولین واکنش مادرم این بود که به من بتوپد و مرا متهم کند به اینکه خودم او را تحریک کردم و آغازگر تجاوز بودم. از نحوه استدلالش گیج شده بودم، به هیچ وجه برایم منطقی نبود. دومین واکنش مادرم نادیده گرفتن من بود. به نظرم رسید وقتی برای اولین بار قضیه را به او گفتم عصبانی شد. بنابراین همچنان به این کار ادامه دادم به این امید که همان خشم قبلی را از خود بروز دهد مرتب دقیقا آنچه را که او با من کرده بود و اینکه زنش هم با او در این قضیه هم دست است به مادرم میگفتم اما مادرم پیوسته کم محلی میکرد میگذاشت حرفم را بزنم به حرفم گوش میداد اما پاسخی نمیداد و حتی واکنشی را از خود بروز نمیداد آنقدر بچه بودم که حتی نمیدانستم دقیقا چه کار با من می کند و چرا این کار را با من می کند. اما آنقدر می ترسیدم که جرأت سرپیچی از او را نداشتم. یک بار من را در اتاق رها کرد و به دستشویی رفت و من دستور داد از جایم تکان نخورم روی شکم دراز کشیده بودم با چشمانی پر از اشک روی دریچه بخاری خم شده بودم و زمزمه کنان مادرم را صدا می کردم ترسان از اینکه او صدایم را بشنود و به این امید که مادرم صدایم را بشنود اما از پنج سالگی هم هرگز مرا از شر این مرد نجات نداده بود چرا فکر می کردم این بار با دیگر دفعات فرق دارد رویاه های گاه به گاه هم از اینکه خانواده ای دیگر مرا به فرزند خواندگی بپذیرد یا از آن خانه فرار کنم به کابوس بدل شده بود کابوسی که در آن با چاقو به او حمله میکردم و آلت تناسلیش را میبریدم. از دیدن آن غرق لذت می شدم. وحشیگری و شرارتی که در این خوابها بود ترسی عجیب به جانم اما از طرفی هم دلم را خنک می کرد. وقتی می دیدم خونش بر روی زمین جاری شده است احساس آرامش می کردم. شبی نبود که از آن خوابها به سراغم نیاید. آخر چطور یک انسان می تواند از تماشای جاری شدن خون فردی دیگر و جان کندنش احساس آرامش و شادمانی بکند. احساس می کردم به یک حیولا تبدیل شدم. از شرارت خود بیزار بودم و از احساس آرامشی که با آن افکار پلید به من دست میداد به خشم می آمدم. آمار شیوع این نوع سوء های جنسی در کشورهای مسلمان واقعا نگران کننده است موارد پرسر و صدایی همچون مورد زینب انصاری دختر 6 ساله پاکستانی که پس از تجاوز و قتل جنازه را در تلی از زباله ها رها کرده بودند باعث شد توجه جامعه جهانی به این موضوع جلب شود طبق آمار سازمان غیردولتی ساحل که در اسلام آباد واقع است روزانه به طور متوسط 11 مورد سوء جنسی کودکان در پاکستان گزارش می شود. در سال 2018 زینب از ناحیه قصور در استان پنجاب یکی از این تقریبا یازده کودک بوده است وقتی که بدانیم اکثر موارد تجاوز به کودکان هیچ وقت گزارش نمی شود متوجه می شویم قضیه از این هم هلناکتر است مورد من جای گزارش نشده بود نوعی احساس شرم و قبح در مورد این مسئله وجود دارد این تصور وجود دارد که خودت عامل وقوع این اتفاق شده بودی یا تو می ای جلوی آن را بگیری در بعضی از کشورها حتی دخترها را وادار می کنند تا با متجاوزین خود ازدواج کنند بنا به عوامل بسیاری دختران میترسند و وادار به سکوت می شوند پانویس ساحل سازمان پاکستانی که در زمینه حمایت از کودکان به خصوص در برابر سوء استفاده جنسی فعالیت دارد پایان پانویس این مسئله فقط مختص دخترها نیست در جوامع مسلمانی که تفکیک جنسیتی شدید است این ددمنشان به آسانی به دختران دسترسی ندارند مگر اینکه فرزند دختر داشته باشند اما به پسر دسترسی دارند در افغانستان و همچنین ایران واژه‌ای تحت عنوان بچه بازی وجود دارد و به بهره‌کشی مردان از پسران کم سن و سال اشاره دارد رمان باد باز نوشته نویسنده آمریکایی افغان خالد حسینی چاپ 2003 روایتی را از بچه بازی شهر میداد. در این داستان پسر برادر خانده ی شخصیت اصلی به بردگی جنسی و رقاصی برای یکی از مسئولان عالی رتبه طالبان در می آید. همین مسئول عالی رتبه وقتی که خودش نوجوان بوده و پدر این پسر هنوز نوجوان هم نبوده است به پدر این پسر تجاوز کرده بود. متاسفانه اسلام بهرهکشی جنسی از کودکان را مجاز شمرده است محمد بزرگترین عصفه انسانیت در تمام اعثار با دختری ازدواج کرد که فقط شش سال داشت به همین دلیل تجاوز به کودکان نه تنها قبح ندارد بلکه مادامی که آن فرد با آن کودک ازدواج کرده باشد مورد تکریم هم قرار میگیرد به همین خاطر کودک همسری در کشورهای عمدتا مسلمان بیداد میکند پانویس باز یا دکایت رانر خالد حسینی بایان پانویس در پاکستان و ایران درخواست هایی که برای بالا بردن سن قانونی ازدواج مطرح می شود به بهانه غیر اسلامی بودن در نطفه خفه می شود. تقریبا هر دو ثانیه یک دختر زیر 18 سال ازدواج می کند. بعضی از این موارد ممکن است به این دلیل باشد که دختر مورد تجاوز قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای عمدتا مسلمان قانون ازدواج با متجاوز را تصویب کردهاند. طبق این قانون اگر دختری مورد تجاوز قرار گیرد باید با متجاوز خود ازدواج کند چون که هیچ کس دیگر او را نمیخواهد او کالای استفاده شده است پلمبش باز شده است چیزی که اهمیت دارد این است که عقاید مرزها را در هم مینوردد افرادی که این ذهنیت را دارند وقتی به کشور دیگری مهاجرت می کنند یک باره به شکلی سهرامیز طرز فکرشان عوض نمی شود. دختران در سراسر سر دنیا قربانی این گونه نگاه های انسانیت زدایانه می حتی اگر قانون کشور جدیدی که در آن زندگی می کنند چیز دیگری بگوید. به همین دلیل مهم است که کشورهای غربی از شهروندان دختر و جوان خود در برابر خانواده ها و جوامع بربر و کهنه که دست به چنین جنایاتی میزنند محافظت کنند. یهودیان روزهای من این گونه آغاز می شود. قبل از طلوع آفتاب با ریختن آب سرد و روی صورتم از خواب می پریدم. تمام بچه ها همینطور بیدار می شدند. هنوز هم ترس از غرق شدن مرا دنبال می کند. با چشم های سوزان و سری سنگین دوباره به تکرار مکررات ملالاوری می پرداختم که هر روز خواب صبح را از من می گرفت. بعد از آن هنوز چند ساعتی تا زمان رفتن به مدرسه باقی بود که به خواندن قرآن می گذشت. بیهوده کلمات بیگانه ای را که برایم مفهومی نداشت زمزمه می کردم. صوتی یک نباخت، آور و خیشومی با معنایی فجی که تازه سالها بعد متوجه شدم. به سختی می توانستم کلمات روی کاغذ را از بین اشک و کلافکی هایم ببینم اما اشتباه خواندنشان توسری به دنبال داشت. بنابراین می خواندم و می خواندم و می خواندم. بدنم را به جلو و عقب تکان می دادم و آن کلمات را با صدای بلند قرائت می کردم. هدف از خواندن فهمیدن نبود بلکه حفظ کردن بود. و این نکته مهمی است. مسلمان را به یادگیری یا فهم چیزهایی که میخوانند یا تلاوت میکنند ترغیب نمیکنند آنها را به خاطر تکرار توتیوار صحیح آنها تکریم میکنند حافظان قرآن از مزایا و جایگاه خاصی برخوردارند اما کسی به خاطر فهمیدن قرآن به کسی کارت هزار آفرین نمیدهد اغلب اوقات آنهایی که با دقت و وسواس تمام آن کلمات را بر زبان میگردانند کوچکترین درکی از معنایش ندارند اکثر مسلمانان عربی را هم نمیفهمند به هر چیزی که میگفتی همیت نداشت به عنوان یک مسلمان چاره ای جز پذیرفتن نداری جایی برای سوال و تردید وجود ندارد قرآن به سراحت می گوید این کتابی است که شک در آن روانی است بنابراین وقتی که حتی در یک کلمه از آن شکی جایز نیست خواندنش با ذهن باز و نگاه نقادانه چه سودی دارد اصلا چنین گزینه‌ای مطرح نیست اگر مسلمان واقعی باشی باید کل کتاب را بپذیری چون آتشی که هیزوم آن انسان و سنگ هاست برای کافران مهیا شده است پانویس ذالک الکتاب لا ریب فیه یعنی این کتابی است که در آن شک روان نیست بقره آیه دو ترجمه خرم شاهی فاین لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها للناس والحجاره عدت للكافرین بقره آیه 24 ترجمه خرم شاهی یا آتشی که هیزم آن انسان و سنگ هاست برای کافران مهیا شده است پایان پانویس وقتی سرانجام به معنی آن چیزی که تکرار می کردم پی بردم علم به آن شکاف بزرگی را در لایه های سیمان رویم ایجاد کرد حتی لازم نبود معنای کل آن را بفهمم معنی همان تکه کافی بود که ترک بزرگی در کل سیمانی که در هر روز روی من ریخته می شد ایجاد شود فهمیدم که در این چند سال تقریبا 20 بار در روز از غیر مسلمانان به عنوان دشمنان الله یاد میکردم تکرار میکردم مسلمانانی که با غیر مسلمانان دوست میشوند محکوم به جهنم هستند غیر مسلمانان از پسترین حیواناتند که فقط به درد هیزم آتش جهنم میخورند همچنین تکرار کردم که یهودیان مادون انسانند آیات بسیاری غیر مسلمانان را به دروغگو و غیر قابل اعتماد بودن متهم میکنند احساس میکردم فریب خوردم و به من, و به من خیانت شده است من نمیخواستم آن چیزها را بگویم و اصلا به آنها اعتقاد نداشتم حتی روحم هم, هم خبر نداشت که داشتم هر روز کلامی نفرت آمیز را زمزمه میکردم من عاشق دوستانم بودم در واقع آنها تنها چیزهای خوبی بودند که در زندگی داشتم از نظر اسلام فقط مسلمانان ارزش دارند تجاوز به غیر مسلمانان یا به بردگی گرفتن آنها اشکالی ندارد باید به درجات مختلف نسبت به همه افراد به جز آنهایی که مسلمان مخلص هستند ابراز انزجار کرد و منفورترین مردم یهودیان هست. هر چه بر این موضوع تاکید کنم کم گفتم. نفرت از یهودیان در اسلام بسیار واضح، عمیق و تخفیف ناپذیر است. پانویس هیت سپیچ یا کلامی نفرت آمیز پایان پانویس یادم هست وقتی در مصر بودم یکی از خاله هایم گل... گلایه می کرد که خیارهای آن سال کوچکتر شده است چون یهودیان داخل سبزیجات سرطان ریخته بودند با اینکه هفت ساله بودم میفهمیدم که این حرف مزهک است داخل سبزیجات که نمیشود سرطان ریخت لازم به ذکر است که خاله من حتی آن هم که بگویی مذهبی نبود این یک کلام عادی از یک مسلمان عادی است تنها چیزی را که میتوانم با آن مقایسه کنم بدگمانی ضد کمونیست و لولو سازی مکارتی از کمونیست هاست. اما مسلمانان 1400 سال است که با این بدگمانی زندگی می کند. نسل به نسل کودکان مسلمان را شستشوی مغزی می دهند تا بی خود و بی جهت از همه یهودیان متنفر شوند. چرا که خدا از آنها نفرت دارد. حتی اینشتن هم از این خشم در امان نبود. همه خدماتش به علم را با این بیان ساده رد می کند. اون یهودی احمق کثیف که عددی نبود اون چه میدونه چی به چیه از آنجا که پدر من فلسطینی بود میخواست به عنوان نشانی از غرور و افتخار اسم مرا فلسطین بگذارد اما وقتی مادرم معنای این کلمه را به انگلیسی فهمید آن را به اسم یاسمین که از نظر آوایی شبیه فلسطین بود تغییر داد اسم من در, عربی, در عربی یاسمین تلفظ میشود شعارهای ضد اسرائیلی و طرفداری از فلسطین از بدو تولد بخشی از زندگی من بود پانویس جوزف مکارتی جوزف ریموند مکارتین سیاستمدار آمریکایی و سناتور جمهوری خواه ایالات متحده از ایالت ویسکانسین است. او به خاطر این ادعا که تعداد زیادی از کمونیست ها و جاسوسان و هواداران شوروی درون دولت فدرال آمریکا و جاهای دیگر حضور دارند مشهور بود. نهایتا تاکتیک های او و ناتوانیش در اثبات ادعایش منجر به سرزنش رسمی او از سوی سنای ایالات متحد شد. در آوریل 1933 حکومت آلمان قانونی را تصویب کرد که مانع از تصدی سمتهای رسمی توسط یهودیان میشد که تدریس در دانشگاه نیز از جمله این سمتها بود یک ماه بعد کارهای انیشتین مورد حمله اتحادیه دانشجویی آلمان در کتاب سوزان نازی ها قرار گرفت این مراسم به تحریک جوزف گوبلز که مخالف سرسخت یهودیان بود آغاز شده بود یکی از مجله های آلمان نام اینشتین را به عنوان هنوز اعدام نشده در فهرست دشمنان رژیم آلمان آورد و جایزهی پنج هزار دلاری برای سر او تعیین کرد پایان پانویس هرچی یاد دارم و ندارم تنفر از اسرائیل و همه یهودیان خوراکی بود که هر روز به خوردن میدادند این امر امری واضح و مسلم بود مادرم حتی تماشای سریال ساینفیلد را ممنوع کرده بود چون دستن در همه یهودی بودند به محض اینکه میدید کسی اسمش یهودی می زند همان آن از او تنفر پیدا می کرد کلمه جهود یا یهودی نوعی فحش بود که برای شرورترین مردم به کار میرفت این نفرت بین مسلمانان کاملا عادی تلقی می شود و به چشم نمیآید اما در غرب به خصوص اگر شما مسلمانی اجتماعی باشید باید یهودی ستیزی خود را تعدیل کنید ظاهرا این کار برای برخی از سیاستمداران مسلمان بسیار دشوار است دلیل اینکه نمیتوانند تشخیص دهند توییت کردن چه چیز قابل قبول است و چه چیز غیر قابل قبول این است که یهود ستیزی احاطهشان کرده است همان گونه که آب دور ماهی را احاطه کرده توجه به این نکته مهم است که بسیاری از اعراب و مسلمانان یهودی ستیز نیستند اما متاسفانه صدای این افراد خاموش می شود چون با روایات پذیرفته شده و غالب همساز نیستند تریبون را از افرادی چون باسم اید می گیرند و او را به خیانت به دین و نجاد خود متهم می کند. پانویس واژه فلسطین در انگلیسی که تلفظی شبیه به فلسطین دارد به معنی آدم بیزوق و بیعلاقه به فرهنگ است. واژه انگلیسی که برای کشور فلسطین به کار می رود پلستاین است. ساینفیلد یک سریال کمدی آمریکایی که بین سالهای 1989 تا 1998 از شبکه NBC پخش میشد. باسم اید فعال حقوق بشر و فلسطینی ساکن اسرائیل است. تمرکز اولیه وی بر نقض حقوق بشر توسط نیروهای مسلح اسرائیل بود. اما بعدها تحقیقاتش را گسترش داد و به موارد نقض حقوق بشر توسط تشکیلات خودگردان فلسطین و نیروهای مسلح فلسطین بر علیه مردم خودشان نیز پرداخت. پایان پانویس عبارت مسلمان سهیونیست را در گوگل جستجو کنید خواهید دید که افراد خیلی زیادی هستند که میخواهند صدایشان شنیده شود جای تاسف است که غرب به جای بها دادن به صدای مخالفانی که در جوامع خودشان زندگی می کند، کسانی که امنیت خود را به خطر میاندازند تا دیگران را به عشق پذیرش و سازگاری دعوت کنند مسلمانان یهود ستیزی را علم می کند و به همگان نیز نشان میدهد که با کلیشه هایشان همخانی دارد. بسیاری از فلسطینیان غزه به دلیل خشونت و سوء مدیریت منابع مالی حماس علیه آن دست به اعتراض زدند. پولهایی که قرار بود است خرج فلسطینی ها شود، صرف خرید امارت برای رهبران حماس یا خرید موشک شده است. اهالی غزه با رفتن به خیابان ها دست به اعتراض میزنند و به هیچ معطلی به گلوله بسته می شود. به ندرت رسانه ها اعتراضشان را پوشش میدهند. هیچکس هیچ کس اهمیت نمیدهد. هیچ کس نمیخواهد صدای شورشیان شجاعی را بشنود که زندگی خود را به خطر میاندازند تا بگویند دیگر از جنگ خستند. آنها خواهان صلح با اسرائیل هستند. آنها میخواهند آینده ای سعادتمند در انتظار فرزندانشان باشد. اما هماس صلح نمیخواهد، بلکه میخواهد اسرائیل و هر کسی را که در آن زندگی میکند از صحنه روزگار محو کند. این طور هم نیست که هیچ گونه پوشیدگویی در کلامشان باشد. هر کسی که در تظاهرات روز قدس را که همه جای دنیا برگزار می شود حتی در کشورهای غربی دیده باشد این موضع برایش مثل روز روشن است به طور کلی سر دادن شعارهایی که منجر به نفرت پراکنی می شود در غرب امری غیر قابل پذیرش است مگر اینکه در قالب یهود ستیزی،, یهود ستیزی ویروس مانند باشد اینگونه نفرت پراکنی نادیده گرفته می شود پانویس مسلمان صهیونیست یا مازلم زاینیست حماس جنبش مقاومت اسلامی به عربی حرکت المقاومت الاسلامیه با نام اختصاری حماس یک سازمان اسلامگرای سیاسی نظامی فلسطینی است این سازمان در سال 1987 به رهبری عبدالعزیز رنتیسی و شیخ احمد یاسین به عنوان شاخه فلسطینی اخوان المسلمین تأسیس شده و هدف خود را آزادی تمامی خاک فلسطین اعلام کرده است پایان پانویس این تصور رایج وجود دارد که اسلام دین صلح است این ادعا را فقط افرادی می توانند داشته باشند که هرگز لای قرآن را هم باز نکردند از سر تا پای قرآن و حدیث خشونت می بارد. در اصر اینترنت نمی توان عضو کسی را پذیرفت که بدون تفکر نقل قولی را تکرار می کند حتی دیگر نادانی یک انتخاب است اگرچه همه مسلمانان معتقدند قرآن کلام الله است اما همه آنها حاضر نیستند که به اجرای خواسته های آن تن دهند. با این حال بسیاری هستند که حاضر به انجام این کارند و شمار آنها آنقدر هست که سرخط خبرهای اینترنت و تلویزیون شود چرا که تروریست های اسلامگرا همیشه فاجعه ای را به بار می آورند میگویند هر جا دود باشد آتشی هم هست حال که از گوشه گوشه کره زمین این همه دود بلند می شود تردیدی نیست که قطعا آتشی خروشان در کار است حداقل پنج بار در روز بیش از یک میلیارد نفر خم و راست می شوند و مرگ همه غیر مسلمانان را طلب می کنند این شستشوی مغزی بدون شک تفکرات خیلی ها را آلوده کرده است. حتی اگر فقط یک درصد از این بیش از یک میلیارد نفری که تحت تاثیر این القاعات قرار می گیرند به این درخواست ها جامعه عمل بپوشانند نتیجه می شود 16 میلیون نفر و متاسفانه واقعیت این است که این تعداد بسیار فراتر از یک درصد است. پانویس ترجمه واجب به واجه اصطلاح Where there is smoke, there's fire معادل فارسی آن می شود تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها پایان پانویس تسلیم دو خوشبختانه من از آنهایی نبودم که این شستشوهای مغزی رویش تأثیر گذاشته باشد فقط حرکات را تکرار می کردم و آن صداهای بیگانه را زمزمه می کردم بدون اینکه حتی بتوانم کلماتش را از یکدیگر تمیز دهم در خانه خودم فردی متظاهر بودم یک بار مادرم دید که من اسم خودم را به جای یاسمین نوشتم جاسمین که صرفا ترجمه مستقیم از عربی به انگلیسی است. به خاطر همین حسابی از کوره در رفت. شوهر جلیش گفت به خاطر اینکه تلاش کردم شبیه گفار بشوم سزاوار تنبیهی هستم که تا ابد یادم بماند. جالب اینجاست خودش سر کار از اسم مایک استفاده می کرد. خیره به دیوار نشسته بودم آرزو می کردم کاش می توانستم از داخل کمد لباس به سرزمین نارنیا سفر کنم حتی جرات نمی کردم حدس بزنم که این بار دیگر چه نقشه شومی برایم کشیده است شاید می توانستم باقی اسرارآمیز و پنهان را پیدا کنم باید راهی برای خروج از این زندگی جهنمی وجود می داشت باید آن را پیدا می کردم قبل از اینکه بتوانم راهی را برای فرار پیدا کنم دیدم که دارد اسمم را با فریاد صدا میزند مرا به پارکینگ خانه برد و مچ دستهایم را از پشت بست وقتی دستور داد کف پارکینگ دراز بکشم تصورش را هم نمیکردم که چه بلایی میخواد سرم بیاورد مچ پاهایم را با تناب هم گره زد حسی آشنا که استرابی آشنا را در من برانگیخت کف هم پارکینگ دراز کشیده بودم و حسی من دست داده بود که اکنون میدانم به آن حمله حراسی میگوید در همون وضعیت مرا وارونه به چنگکی آویزان کرد که گوسفند قربانی عید را به آن آویزان میکرد نقشهاش این بود که مرا مثل حیوان مرده وارونه آویزان کند او روی صندلی ایستاده بود تا بتواند پاهایم را فلک کند و من آویزان به جلو عقب تاب میخوردم در حالی که مثل گوسفند سلاخی شده سر و ته آویزان بودم و خون به سرم حجوم آورده بود و آب بینی و اشک تمام حفرههای صورتم را پر کرده بود راهی را یافتم که به درون خودم سفر کنم و به نحوی راه را بر تمام گیرنده های حسی هم ببندم. خوانده بودم شرلی مکلاین از طریق روش های خروج از بدن را تجربه کرده بود و من به دنبال راهی بودم که بتوانم این کار را انجام دهم. تنها آرزویم این بود که راهی را برای خروج از این بدن و از این زندگی که در آن اسیر شده بودم پیدا کنم. پانویس نارنیا دنیای خیالی که سی اس لویس نویسنده مجموع رومان های, ماجره های نارنیا آن را ابدا کرده است. در این داستان کودکان از دنیای واقعی به شکلی جادویی به نارنیا منتقل می شوند. پن کتک یا حمله هراسی، پایان پانویس در طی این سالها فرصت زیادی برای تقویت تواناییم داشتم و حتی خودم هم متحیر می شدم که این توانایی را دارم که در معنای واقعی هیچ چیزی را حس نکنم. فقط خودم را جمع کردم و منتظر می ماندم تا شکنجه تمام شد. اما او از اینکه جیغ نمیزدم و فرار نمیکردم ناراضی بود برای همین هم کربندش را وارونه میکرد تا با سگکش به جانم بیفتد بارها شده بود که میدیدم مات و مبهوت به من زول زده است و عرق دارد از ابروانش سرازیر میشود فکر میکنم حس میکرد با واکنش نشان ندادن زور مردانهش را به تمسخر گرفتن چرا که این امر باعث میشد که بیشتر به خشم بیاید و به کتک زدن من ادامه دهد به بنبست برمیخوردیم برای همین هر از گاهی جیغ و فریادی سر میدادم تا او راضی شود و دست از سرم بردارد بخشهایی از وجودم هست احتمالا بیشتر از آن اندازه که خودم راقبم بپذیرم که به, خ... به طرز غیر قابل التیامی آسیب دیده است سالها طول کشید که بتوانم به راحتی الانم با دیگران احساس همدلی برقرار کنم وقتی جلوی احساسات جسمی از را میگیری ناخواسته احساسات عاطفیت را نیز مصدوع میکنی من دیگر غیرایتی نیستم اما عکسی دارم که پدرم وقتی حدودا سه یا چهار ساله بودم از من گرفته است و در آن خواهر و برادرم دارند مرا روی چمنهای پارک کوین الیزابت قلقلک میدهند و من هم دارم میخندم به آن عکس نگاه میکنم و سعی میکنم به یاد بیاورم قلقلکی بودن چه حسی داشت و قهقهه زدن چه لذتی اما این حس دیگر در من مرده است پانویس شرلی مکلاین بازیگر سینما و تئاتر آمریکایی برنده جایزه اسکار است. پایان پانویس وقتی در پارکینگ آویزان بودم میدانستم که سر و ته هستم. میدانستم که دارم شلاق میخورم. اما چیزی احساس نمی کردم. یک جا میان این کتک خوردن ها قش کردم و بعد از آن اولین چیزی که به خاطر دارم صدای جیغ مادرم بود. حالا چه خاکی تو سرمون کنی؟ ترسیده بود شوهرش مرا کشته باشد. از این ناراحت نبود که ممکن است من مرده باشم. تنها دقدقهاش این بود که اگر مرا کشته باشند چه بلای سر خودشان خواهد آمد وقتی که به هوش میآمدم با شنیدن جیغهای وحشتزده مادرم آرزو کردم کاش میتوانستم سرم را بگذارم و بمیرم نمیخواستم به هوش بیایم اصلا برای چه به هوش بیایم با تمام وجود غمگین و دلشکسته بودم اما هنوز تشنه آن بودم که مادرم دوستم داشته باشد در یک دوگانگی گیر افتاده بودم میخواستم مادرم مرا دوست داشته باشد مرا بپذیرد و به من اهمیت دهد اما از طرفی هم میخواستم از او تا دورهای دور بگریزم اما هیچ جایی نمیتوانستم بروم هیچ گزینه دیگری وجود نداشت مگر اینکه نقش همان دختر مطیع همیشگی را بازی کنم میدانستم مادرم از من متنفر است میدانستم برایش مهم نیست زنده باشم یا مرده و این سختترین حقیقتی بود که باید به با آن دست و پنجه نرم میکردم گمان میکردم که دلیل نفرتش از من خود من هستم تقصیر خودم بود زیرا شیطان حسابی بر من تسلط داشت خودم را به هر آب و آتشی میزدم که هرچه را که مادرم میخواهد انجام دهم آنچه او میخواست مشخص بود شکستن من او میخواست که سرسختی نکنم و بگذارم برای همیشه زیر سیمان ها مدفون شوم هر تقلای من ترک بیشتری را در سیمان رویم ایجاد میکرد هدفش این بود که مرا وادار کند دست از تقلا بردارم و تسلیم شوم از طریق تحمیل نمازهای یومیه یک نواخت و همچنین از طریق روشهای دیگر امید داشت که به این هدف نائل شود هدف همیشه یکی بود اینکه به ما یاد دهد بدون اندیشه اطاعت کنیم یکی از تفریحات رایج ما کندن علفهای حرز بود بدون دستکش بدون هیچ ابزاری دستان بستم به خاطر گلولایی که داخل پوستم نفوذ کرده بود سیاه شده بود هر روز علف های هرزا می چیدم. تکلیف این سیسی و بی پایان. وقتی فهمیدم چیزی به نام علفگوش وجود دارد موت و مبهوت و همچنین عصبانی شدم. سالها بعد وقتی کتاب گودال ها نوشته لویس سکر را می خاندم می توانستم بلایی را که شخصیت های داستان گرفتارش بودند به خوبی درک کنم. بچه ها مجبور بودند بیخود و بی جهد در چویر گودال هفت کنند و هدف از این کار شکستن آنها بود. درکش برایم ساده پانویس سیسیفس یکی از قهرمانان اسطوره یونان بود که به خاطر خود بزرگبینی و هیلگری به مجازاتی بی محکوم شده بود. او مجبور بود سنگی بزرگ را تا قلده کوه ببرد و بعد شاهد به, بازخلطیدن آن باشد. برگرفته از ویکیپیدیا فارسی. هولز یا گودالها پایان پانویس یکی دیگر از تکلیفمان جمعآوری سنگ بود. قبل از طلوع و بعد از نماز صبح من و خواهر و برادرم میرفتیم و کیسه کیسه سنگ از ساحل جمع می کردیم. محروم از خواب و با دستهایی پر از درد سلانه سلانه به همراه بچه های دیگری که به احتمال زیاد صبح خود را با صرف صبحانه در کنار پدر و مادرشان شروع کرده بودند به مدرسه می رفتیم. از دیگر کارهای مورد علاقهشان این بود که ما را به خوردن غذاهایی مثل روده گوسفند زبان گاو یا بیزه و مغز حیوانات مختلف مجبور کنند این کار هم هدفی نداشت جز اعمال و قدرت کاری را که به تو دستور دادند انجام بده مهم نیست که چقدر از آن بیزاری تقلا کم کن دست از مقاومت بردار و تسلیم شو چگونه ممکن بود از زندگیم متنفر نباشم تنها چیزی که بیشتر از زندگیم از آن متنفر بودم خودم بود زیرا با تمام آن علف ها و سنگ جمع کردنها هنوز زنده بودم هنوز می جنگیدن. حالا بسیار خرسندم که این نور هیچ وقت در من خاموش نشد اگرچه بسیاری اوقات جز سوسوی از آنجا از آن به جا نمانده بود اگر آن نور خاموش شده بود امروز زنده نبودم پانویس لویس ساکار کتابی نوشته لویس ساکر در سال 1999 که توانست برنده مدال نیوبری شود داستان در مورد پسری به نام است که به جرم دزدیدن کفش یکی از معروفترین بازیکنان بسکتبال به اردوگاه گرین لیک در تگزاس فرستاده می شود. رئیس اردوگاه که زنی خشن است بچه ها را مجبور به کندن گودال هایی می کند. بچه ها راز گودال ها را نمی دانند ولی بعد از ماجرایی که برای استنلی پیش می آید همه راز اردوگاه و پیوند عجیبی که بین گودال ها اردوگاه زن استنلی و بالاخره گذشته وجود دارد را می فهم. پایان پانویس به من میگفتند نوری که به آن دل خوش کردهاند در واقع شیطان است تصور کن به تو بگویند که وجود و هستیت شیطان است هر آنچه دوستداری و با آن ارتباط برقرار میکنی شیطان است تو هم تلاش میکنی که خودت را تغییر دهی سعی میکنی آدم درستکاری باشی و لیاقت عشق خدا را پیدا کنی اما هیچ وقت قادر به این کار نیستی چون که شیطان از سر و رویت میبارد این مبارزه مداوم و طاقت فرساست روحت را می‌خورد و اشتیاقت را برای زندگی خورد می کند. به همین دلیل مسلمانان سابق و ویژان که در خانواده های مذهبی بزرگ شدند اینقدر خوب دگر باشان جنسی را درک می کند. ما میفهمیم وقتی به تو میگویند که چیزی که هستی شیطانی است یعنی چه از اسلام برگشتگان هم عباراتی را همچون در کمد قایم بودن و از کمد بیرون آمدن به کار میبرند چون که واقعا با شرایطشان میخواند همجنسگرایان مسلمان مجبورن جنگی دو جانبه را متحمل شوند و این بدترین حالتی است که میتوان تصور کرد اگر دیگر یک زن مسلمان همجنسگرا باشی که به بدترین تقدیر ممکن گرفتار آمدی من مجبور بودم که فقط با یک قسمت از این نزاد دست و پنجه نرم کنم گرچه این احساس احساس پلیدی بود و مرا به انسانی ناپاک بدل می کرد اما باز از پسرها خوشم می آمد. اولین بار که از کسی خوشم آمد کودکستانی بودم اما از میان همه چیزهایی که در شیطان صفت کردن من با هم رقابت می کردن، راندن این یک مورد از ذهنم از همه آسان تر بود. آن موقع تازه کلاس چهارم بودم و پسرها هم زمخت و شپشو بودند. پانویس این the closet اصطلاحی است برای گروه های اقلیت مخصوصا عقلیتهای های جنسی که اطرافیانشان از گرایش جنسی و یا هویت واقعی آنها آگاه نیستند. پایان پانویس آقابت وقتی کلاس پنجمی شدم بار دیگر مدرسه ام را تغییر دادند اما این بار این تغییر اساسی بود در حالی که هنوز در زیرزمین نمور و زشت آن مرد زندگی می کردیم که از لحاظ قانونی برای زیستن انسان مناسب نبود مادرم تصمیم گرفت که ما را در مدرسه اسلامی ثبت نام کند اینکه به آن مکان بگوییم مدرسه از سرش زیاد است فقط چند تا از پدر و مادرها دور هم جمع شده بودند و تصمیم گرفته بودند فرزندان خود را در اتاق چند منظوره مسجد جمع کنند و به نوبت دروس و مختلف را به آنها آموزش دهند در اصل نوعی آموزش در منزل بود بدون اینکه هیچ مقررات و هیچ گونه برنامه درسی داشته باشند هجاب نه ساله که شدم اولین هم را به من دادند و حالا دیگر مجبور بودم آن را بپوشم از همان ثانی اول از آن متنفر شدم وقتی مادرم هم شروع به پوشیدن آن کرده بود از آن بدم میآمد حالا دیگر بیشتر هم از آن بدم می آمد. چون خودم هم مجبور بودم آن را بپوشم التماس می کردم گزینه های دیگری را پیش رویم بگذارم میشه بجاش سرم را بتراشم اگه کلاه کیس بپوشد چی مثل یهودیا میخوای مثل جهودا بشی سعی می کردم با مذاکره راهی را برای شانه خالی کردن از پوشیدن روسری پیدا کنم چطور وقتی خود سن من بودی مجبور نبودی روسری بپوشی چون پدر مادر من صلاح منو نمیدونستن باید منو مجبور میکردن که بپوشم. ای کاش مادر من هم صلاح مرا نمیدانست. آرزو میکردم کاش به من هم همان مهلتی را که خودش از آن بهره بود میداد. هر راهی را که به مغز نه ساله هم خطور میکرد امتحان کردم. اما فایده ای نداشت. دیگر خبری از لباس های قبلی هم نبود. دیگر شلوار هم نمی توانستم بپوشم. حالا باید سانت به سانت بدنم را به جز صورت و دست ها میبوشندم. این همان لحظه ای بود که آخرین میخ به تابوت کودکی هم کوبیده شد. در آن لباس های بیمنی که به تنم بزرگ بود حس بیگانگی داشتم. اصلا راحت نبودم و به شدت گرمم می شد. تمام بدنم در آن خفه می شود. دردی تپنده در سرم ایجاد می کرد و از تک تک منافظ, منافظ پوستم عرق بیرون می زن. هر روز در گوشم می که همچون کفار لباس پوشیدن کاریست شیطانی و اگر آن آنطور لباس بپوشم آتش دوزخ در انتظارم خواهد. به علاوه آنگاه که خلافت اسلامی تشکیل شد اگر با حجاب نباشی چیزی چه چیزی تو را از بیدینان متمایز خواهد کرد اگر شبیه آنها باشی مثل آنها کشته خواهی شد آه از این خلافت همه چیز به همین خلافت ختم می شد در تمام خطبه های نماز جمعه می گفتند مسلمانان بالاخره موفق خواهند شد کل کره زمین را مسلمان کنند هر جمعه وقتی که امام جمعه دعا می کند و از الله می خواهد که برپایی خلافت را عاجل کند و ریشه بیدینان را بخوش کنیم ما هم دست جمعی آمین می‌گوییم. آنگاه صلح برقرار خواهد شد به همین دلیل وقتی داعش در عراق و سوریه قد علم کرد بسیاری از مردم از سراسر جهان کسانی که هیچ کس فکرش را هم نمیکرد مثلا دانشجویان عادی از خانوادههای مرفه که در کشورهای غربی زندگی میکردند تصمیم گرفتند به داعش بپیوندند و بعد گذرنامه خود را بسوزانند واکنش علما این بود که این افراد را به صورت آنلاین جذب کردند. عجب جذب نیروی سریعی. دلیل اینکه این, این همه جوان و این همه زن به این سرعت به داعش پیوستند این بود که درست مثل من در گوششان خوانده بودند بر آنان فریزه است که علیه کفار به امت اسلامی بپیوندند به آنها آموخته بودند که وقتی خلافت به پا خواست بر آنها واجب است که به آن بپیوندند احتمالا آنها هم مثل من واقعا فکر نمیکردند چنین روزی را به عمر خود ببینند اما ناگهان چنین شد یک دولت اسلامی به وجود آمد و به محض به وجود آمدن آن این افراد از قبل میدانستند چه کار باید بکنند از کودکی این فکر را در مغزشان فرو کرده بودند مادرم مرا مینشاند و از من میخواست قول دهم که وقتی خلافت به وقوع پیوست حاضرم که کفار را بکشم من هم بیتفاوت پاسخ میدادم باش من. همیشه همه چیز زوری بود نماز خواندن زوری بود، حفظ قرآن زوری بود، دادن قول کشتن دوستانم زوری بود و البته پوشیدن آن لچک مزخرف. از هر روش قابل تصوری هم برای نیل به این هدف استفاده می کردند. ارعاب، جلب رضایت الله و باجگیری عاطفی. لیست این ماجرا انتهایی نداشت. فقط دختران مسلمان فرمان بردار به بهشت را خواهند یافت. اگر مانند کفار لباس پوشید، جهنم را انتخاب کردیم. از همان نه سالگی مرا از این حس حس خود بیزاری لبریز کرده بودند می گفتند در حدیث آمده است که حضرت محمد در جهنم زنانی را دیده است که از موهایشان آویزان بودند و مغزهایشان میجوشیده است چون موی خود را از نامحرم نپوشانده بودند به من میگفتند هجاب برای حفظ امنیت خودم است اگر یک انگشتر الماس داشته باشی اونو دستت میکنی یا تو گاف صندوق نگهش میداری خب میپوشمش دیگه نه اینطور احمقانه است هر کی بخواد میتونه بدزدش باید ازش محافظت کنی باید در برابر دزدا ازش نگهبانی کنی خب وقتی یه انگشتر خوشگل داشته باشم اگه نپوشمش چه فایده ای داره وقتی توی یه گاف صندوق باشه به چه درده میخوره این قبه نکن این به صلاحته یه روزی عشقش توی دل جوونه میزنه وقتی بزرگ شدی میفهمی پس میشه صبر کنم تا بزرگ بشم و اون اول دلیلشو بفهمم چون که من الان نه حتی اگه خودت هم نمیفهمی من وظیفه دارم چیزی رو که به صلاحیت انجام بدم پانویس ایموشنال بلکمیل یا باجیری عاطفی پایان پانویس هیچ وقت هم حکمتش را نفهمیدم تقریبا 20 سال روسری پوشیدم به آخر هم حکمتش را نفهمیدم تابستان قبل از کلاس ششم برای دیدن پدرم به مونترال رفتم. او هم حکمتش را نمیفهمید. سعی کرد برا تعقیب کنم، آن را از سرم بردارم من هم با تمام وجود میخواستم اما میترسیدم وقتی به خانه برگشتیم برادرم بگذارد کف دست بقی به همین خاطر کل آن تابستان به جای روسری یک کلاه کابوی مشکی سرم کردم پدرم با آن مشکلی نداشت چون که دیگران روسری بیریخت نبود و عملا تمام موهایم را هم میپوشاند پس بهانهای به دست برادرم نمیافتاد وقتی به خانه برگشتم تمام دانش دختر دختر مدرسه اسلامی روسری به سر داشتند و همگی به اندازه من از آن متنفر بودند بیراه نگفتند که تحمل درد مشترک راحت تر است اینکه همگی مجبور بودیم آن تکه پارچه را به سر خود ببندیم تحملش را آسان تر میکرد همه ما آن را میپوشیدیم و اینکه در تنفر از آن هم با هم هم بودیم ما را به هم نزدیک تر میکرد اکنون به یمن شبکه های اجتماعی در سراسر کره زمین زنانی که از آن متنفر هستند ولی مجبور به پوشیدنش هستند میتوانند به همدیگر دلداری بدهند. اگر هشتک آزادی های یواشکی را که مربوط به ایران است جستجو کنید، ویدئوی بسیار دست به دست شده ای را میبینید که در آن یک دختر هفت ساله دارد گریه می و روسریش را از سرش میکند او مرا یاد خودم می اندازد. ولی من به این اندازه شجاع و سرسخت نبودم. دخترک عصبانی است چون پدر و مادرش میگویند اگر مقنعه نپوشد به مدرسه راهش نمیدهند. البته برادرش میتواند هر چی دلش خواست بپوشد دختران و زنان بسیاری از سراسر سر جهان تصاویر و ویدئوهایی را با هشتگ رها از قید حجاب منتشر می کنند. این هشتگ را ما ابدا کرده بودیم تا زنان بتوانند از طریق آن یکدیگر را پیدا کنند و هم متحد شوند از یکدیگر پشتیبانی کنند و از همه مهمتر بتوانند صدایشان را به دیگران برسانند بتوانند این ظلمی را که در حقشان می شود به گوش جهانیان برسانند وقتی از حجاب صحبت میکنیم مهم است که بین دین و فرهنگ تمایز قائل شویم واکنش متداول مردم این است که هجاب پوششی فرهنگی است اما منظورشان کدام فرهنگ است زنان ایران عربستان سعودی سومالی و اندونزی هیچ قرابت فرهنگی ندارند آنها غذا لباس آداب و سنن یا حتی زبان مشترکی هم ندارند تنها وجه مشترک آنها دین است زنان در همه این کشورها به دلیل دین اسلام است که مجبورند هجاب داشته باشند نه به دلایل فرهنگی ادعای فرهنگی بودن حجاب همانقدر بیاساس است که ادعای فرهنگی بودن کلاه پاپ پانویس آزادی های یواشکی یا My Stealthy Freedom آزادی های یواشکی صفحه‌ای در فیسبوک و هشتگی در فضای مجازی است که زنان ایرانی با آن عکس‌هایی از خودشان را منتشر کرده و درباره تجربه خودشان از آزادی پوشش حرف می‌زنند. این صفحه را مسیح علی نجات روزنامه‌نگار آمریکا راه اندازی کرده است و آن را اداره می کند. رها از قید هجاب یا Free from هجاب پایان پانویس کاتولیک های فیلیپین، ایتالیا یا آمریکای جنوبی هیچ وجه مشترک فرهنگی ندارند بلکه فقط دین مشترکی دارند. تلفیق عمدی دین و فرهنگ فقط در راستای ازم... ازمهلال فرهنگ ها و نشاندن دین اسلام به جای آنهاست. دهها کشور فرهنگ خود را به خاطر اسلام از دست دادند. جای تاسف است که هنوز بقایای این ایده فراگیر به جا مانده است که میگوید مسلمانان همه دارای فرهنگی مشترک هستند البته که چنین نیست همه آنها فرهنگ مجزایی دارند که اسلام بر آن پوشش انداخته است درست همانطور که هویت هر دختر در پس هجاب پوشیده می شود و باعث می شود که همهشان مثل هم به نظر برسند کارزارهایی مانند روز جهانی هجاب مصادف با اول فوریه روزی در سراسر کره زمین برگزار می شود، بیشتر بر از بین بردن استقلال فرهنگ ها از یکدیگر دامن می زند. در این روز زنان مسلمان قرفه هایی را در مکان های تجاری یا آموزشی برپا می کنند و زنان غیر مسلمان را ترغیب می کنند که یک روز روسری بپوشند. پاسخ متقابل این است که روزی را هم تعیین کنیم که تا زنان مسلمان برای یک روز حجاب خود را کنار بگذارند. اما بدیهی است که ما نمی توانیم چنین کاری بکنیم. زنان و دختران محجبه ممکن است به خاطر برداشتن هجابشان کشته شوند. اخضا پرویز را که یک دختر 16 ساله ساکن کانادا بود پدر و, برادرش با همان روسری که از پوشیدن آن سر باز میزد خفه کردند. بنابراین در عوض اول فوریه را به, به, عنوان روز بدون هجاب اعلام کردم و همه را تشویق کردم تا با زنان و دخترانی که نمیخواهند هجاب بپوشند اما دولت اجتماع یا خانواده هایشان آنها را به این کار مجبور کرده است اعلام همبستگی کنند. این کارزار پیروزی دلگرم کننده ای عذاب درآمد. زنان از عربستان سعودی و یمن ویدیوهایی را از خود پست کردند که در آن روسری و نقاب را لگت مال می کردن یا می سوزندن. زنان ترکیه عکس قبل و بعد از زمان بهجابی و کشف هجابشان را پست کردند. زنان ایرانی که شجاعت این, این زنان هستند به خاطر شرکت در کارزار چارشنبه های سفید به چند دهه حبس محکوم می شوند. در این کارزار زنان روسری های سفید می پوشینند یا با بیرون آوردن روسری خود مخالفتشان را از قوانین تبعیض‌آمیز ایران نشان میدادند. زنان در سراسر سر جهان به مقاومت برخواستند. زنان پاکستانی در مکانهای عمومی دوچرخه سواری می‌کنند. زنان ایرانی در خیابان‌ها می‌رقصند و زنان در عربستان سعودی چادر عربی خود را پشت رو می‌پوشند تا مخالفان بتوانند در مکانهای عمومی یکدیگر را بشناسند. مردان هم همبستگی نشان می‌دهند. برخی از مردان در ایران و به تعداد بسیار کم داری در عربستان سعودی به زنان معترض به قانون حجاب ملحق می شوند. پانویس روز بدون حجاب یا نو هجاب دی چارشنبه های سفید یا وایت وینزدیز پایان پانویس البته همه این افراد به جرم ارتکاب اعمال خلاف قوانین شریعت مجازات می شوند. یا خانواده هایشان طی چیزی که به آن خشونت یا قتل ناموسی گفته می شود آنها را مجازات می کنند یا دولت هایشان به موجب قوانینی که برای پاسداری از افت تدوین شدهاند آنها را دهه زندانی می کند. اغلب می که حالا مگر اینکه مجبور باشی رو سری سرت کنی واقعا مسئله بزرگی است قسمت مهم مسئله این است که زنها حتی اختیار بدن خود را هم ندارند حجاب فقط نوک کوه یخ است هجاب نمود فیزیکی انقیاد و انسانیت زدایی و آپارتاید مطلق جنسیتی است که در بسیاری از نقاط مسلماننشین جهان به امری عادی تبدیل شده است در حالی که زنان غربی تا جایی آزادی خود را به دست آوردند که اکنون خواستار آزادی اوریان کردن نوک پستان هستند زنان در بسیاری از مناطق جهان اسلام تازه به, آز... به دنبال آزادسازی صورت و موهای خود هستند زنان در غرب معمولا در اعتراضات از یکدیگر حمایت می کنند. اما توجه به این نکته مهم است که در جوامع بسیار مرد سالار و زن ستیز زنان به ندرت از یکدیگر حمایت می کند. هر زن چنان درگیر نجات خودش است که دیگر رمقی برایش نمی که بخواهد برای نجات زنان دیگر تلاش کند البته این قضیه برنامه ریزی شده است وقتی زنان یکدیگر را بیشتر به چشم رقیب ببینند چون شوهرانشان می با چهار زن ازدواج کنند دیگر نگرانی از این بابت وجود ندارد که بخواهند علیه دشمنی مشترک با هم متحد شوند زنان را به جان هم میاندازند که دیگر وقتی برای اتحاد علیه سرکوبگران نخیش نداشته باشند اینترنت همه این معادلات را به هم زد و این اتفاقا اتفاق بزرگی است زنان نه تنها در ملع عام هجاب خود را برمیدارند بلکه در مکانهای عمومی میرخصند آواز میخوانند دوچرخه سواری میکنند میدوند همه این کارهای ساده در بعضی از کشورها یا خلاف قانون است و یا هزینه های اجتماعی گذافی را در پی دارد. پانویس آزادی اوریان کردن نوک پستان یا فرید نیپل پایان پانویس بی هجاب. نوشته یاسمین محمد راوی نوای آزادی تولید صوتی آوای بوف آوای بوف دادکان. مدرسه اسلام حتی به اندازه نوک سوزنی به مدرسه اسلامی علاقه نداشتم اما عاشق دوستانم بودم هیچ یک از ما زیر بار عراجیفی که به خوردمان میدادند نمیرفتیم در دستشویی ها پنهان می شدیم و دزدکی آرایش میکردیم. با همدیگر در مورد پسرها حرف می زدیم و از هیجان تلخ و شیرینی که به خاطر عادت ماهیانه ماهیانه ایمان داشتیم صحبت میکردیم. آخر به ما اجازه میداد که اندک مدتی از نمازهای یومیه ملالاور معاف باشیم زن در دوران عادت ماهیانه نجس است و از نماز خواندن لمس قرآن یا حتی ورود به مسجد منع می شود. الله خودش تو را این گونه خلق می کند و بعد هم لعن و نفرینش برای توست. واقعا که عین عدالت است. مادرم آنجا معلم دروس عربی و تعلیمات دینی بود و به خاطر همین هم همیشه روی این قضیه تاکید داشت که خیلی مهم است ما رفتار و شمایل بچه های فرمان را الگوی خود قرار دهیم. اوایل سایر دخترها از من فاصله می گرفتند. آخر مادرم سختگیر بود به همین خاطر دخترها به من شک داشتند اما خیلی زود فهمیدند که من هم به اندازه خودشان از او متنفرم و همگی می توانیم با هم به اون نفرت بورزیم از آنجا که رفاقت ما بسیار صمیمی بود دوستانم به من خبر دادند که یکی از پسرها گفته بود که مادرش مادر من گفته است جنده سعی کردم خود را بیاعتنا نشان دهم اما هر حسی هم نسبت به مادرت داشته باشی شنیدن این حرفها خیلی سخت است در مواجهه با او گفتم اما مامانت که اصلا مامان من رو نمیشناسه چرا وقتی ما کوچیک بودیم مامانت میخواسته کاری کنه که بابای من باهاش ازدواج کنه میخواسته بشه زن دومش اما مامانم به بابام گفته بود که یا دور اون جنده رو خط میکشی یا من بچه ها رو برمیدارم و میرم هر گونه اطلاع از این موضوع را انکار کردم اما یک چیزهایی داشت در ذهنم روشن میشد خاطره مبهمی از یک مرد گنده و سیاه چرده که عرق کرده بود و پیراهنی به تن داشت به ذهنم آمد او مادرم را به اتاق خواب می برد و در را پشت سرشان می بست. یادم می پشت در گریه می کردم و به در می زدم تا از اتاق بیرون بیاید مادرم هر از گاهی در حالی که جز لباس های زیر چیزی به تن نداشت از اتاق بیرون می آمد تا به من بگوید صدایم را ببرم همیشه مفهوم آن خاطره برایم مبهم بود بارها در موردش از مادرم سوال کردم و او همیشه می گفت اینها را از خودم درآوردم یا اینکه خواب دیدم اما میدانستم که واقعیت داشتم با وجودی که این،, خاطره در ذهنم زنده بود وقتی مادرم میگفت کل این ماجرا دروغ است ترجیح میدادم حرفش را باور کنم هیچکس دوست ندارد باور کند مادرش کسی است که بخواهد زندگی خانوادگی مردم را خراب کند با وجود آنکه فردای آن روز در مدرسه به آن پسر گفتم که حرفش اشتباه بوده است احساسی خاموش نشده این در وجود من به من میگفت دروغگوی واقعی مادرم است مثل همیشه حرفهای مادرم بر واقعیت غلبه می کرد. اکنون میدانم از همان لحظه که پدرم ترکش کرده بود او در به در دنبال مردی بود که خود را به او بچسباند. برای این کار تنها کالایی را که داشت عرضه می کرد. تعجب نمی کنم که چرا تا این حد خود را حقیر می شمارد. او در فرهنگی زن ستیز بزرگ شده بود و آموخته بود که تنها چیز با ارزشی که دارد بین پاهایش است. هیچ وقت به خودش زحمت نداده بود که روی ذکاوت و شخصیت خود کار کند. فردی چنین توهی بهترین ماده خام ممکن و بهترین ظرفی است که جان میدهد برای پرشدن از بنیادگرایی دینی مادر من یکی از آن خشک مقدس های بود نه هم زبانی نه همدلی و نه منطق هیچ کدام هیچ اثری روی خشک مقدس ها ندارد هیچ تاکتیک یا حقی برای ارتباط یافتن با وجهه انسانی این جور آدم ها وجود ندارد آنها برای پیروی و اطاعت برنامه ریزی شدند و هیچ چیز نمیتواند آنها را ذره ای از آن هدف مطلق و انعطاف ناپذیر منحرف کند. چیزی که بیش از همه مرا می ترسند این بود که وادارم کند با پیرمردی در مصر ازدواج کنم. دائما این تهدیدی را تکرار میکرد. می کرد. می اگر چنین تصمیمی بگیرد راه گریزی نخواهم داشت. دیگر مجالی برای التماس و جر و بحث باقی نمی ماند. برای رسیدن به خواسته خودش بارها و بارها من را با خود به هر کجا که خواسته بود کشیده بود از آنجا که آموزش در مدرسه اسلامی فقط تا سال هفتم ادامه داشت پسرها همه از رفتن به دبیرستان هیجان زده بودند اما دخترها از آنچه ممکن است در انتظارشان باشد وحشت داشتند تابستان قبل از شروع دبیرستان به بدنامی به زمانی مشهور بود که دخترها در آن قیبشان میزد آن تابستان بهترین زمانی بود که بدون اینکه کسی متوجه بشود آنها را به زادگاهشان بفرستند در بدترین شرایط زمانی بود که معمولا به اصطلاح قتلهای ناموسی در آن اتفاق میافتاد این جنایات را معمولا در واکنش به دخترانی که زیادی غربی شدند مرتکب میشوند اما چیزی که رایشتر بود تهدید به ازدواج بود تمام دختران مسلمانی که تا به امروز ملاقات کردم با این تهدید آشنا بودند میفرستیم خونه تا شوهر کنی ها این حرف برای ما یک تهدید توخالی به حساب نمی آمد. می دانستیم که واقعا احتمالش وجود دارد وقتی بهترین دوستم را به فیجی فرستادند و آنجا شوهرش دادند تمام ترس هایم تبدیل به واقعیت شد هم برای او ترس و دلهره داشتم و هم برای خودم در آن زمان ایمیل یا شبکه های مجازی وجود نداشت هیچ پناه و گریزی نبود و هیچ راهی برای تماس با او وجود نداشت وقتی کسی به یک کشور جدید منتقل میشد پنداری که از روی زمین محو شده بود خیانت از ترس اینکه شوهرم بدهند تمام سوالات و شکهایم را قورت داده بودم و به بازی در نقش یک دختر مسلمان و مطیع ادامه می دادم. برای کلاس هشتم به دبیرستان عمومی منطقه ایمان رفتم. باز هم در موقعیتی قرار گرفتم که باید در مدرسه ای جدید دوستان جدید پیدا می کردم. چیزی که مسئله را بغرنج تر می کرد این بود که مجبور بودم لچک به سر سال اول دبیرستان را شروع کنم. اینجا دیگر مثل مدرسه اسلامی نبود که همه روسایی داشته باشند و پوشیدنش روی قضاوت دیگران درباره من تاثیر نگذارد اینجا فرق داشت هیچکس مرا آنگونه که بودم نمیدید تنها چیزی که میدیدند آن تکه پارچه اییکپیری بود که روی سرم بود آن تکه پارچه هویت مرا تعیین می کرد آن بود که مرا تعریف می کرد و من به خاطرش از خشم لبریز بودم. این خود واقعی من نبود این تصویری نبود که بخواهم از خودم به جهان پیرامون ارائه دهم مسمم بودم علا رقم آن تیک پارچه زشت روی سرم کاری کنم که بدرخشم دوست پیدا کردم روابط نزدیکی برقرار کردم که مرا مملو از شادی می کرد و من قدر دوستی هایم را بیش از پیش می دانستم. چرا که می دانستم آنها سعی می کردند از آن لچک روی سرم بگذرند و خود واقعیم را در پس آن ببینند با اینکه آن لچک قرار بود نقش یک صد را داشته باشد آن دوستان اجازه نمیدادند که نقش خود را به درستی ایفا کند دوستانم اجازه ندادند که آن پارچه هویت مرا تعیین کند آنها مرا می شناختند و مرا به خاطر آن چه بودم پذیرفتند و دوست داشتند این دقیقا برعکس چیزی بود که مادرم انتظارش را داشت یادم میآید که یک بار با شوق و ذوق داشتم اسم همه دوستانم را یادداشت میکردم و از آنجا که از یک مدرسه یک کوچک اسلامی به یک دبیرستان بزرگ دولتی رفته بودم از داشتن آن همه دوست شوق زده بودم مادرم پرسید چی کار دارم میکنم وقتی به او گفتم چهرهش منقلب شد رنگش پرید و سگرمه هایش در هم رفت کاغذ را از دستم قاپید و با غیز آن را خواند من چند قدم از او جلوتر بودم در برگه اسم هیچ پسری را ننوشته بودم آخر احمق که نبودم اما مشکل او این نبود کاغذ را پاره کرد و از این خشمگین بود که چرا من با این همه کافر دوست هستم به گمانم فکر کرده بود یکه و تنها خواهم ماند خیال کرده بود هیچ یکی از دانش آموزان حاضر نمیشد با آن بچه عجیب و غریب که آن لچک مسخره را روی سرش دارد مراوته ای داشته باشد. خیالش از اینکه مرا به مدرسه کفار بفرستد تخت بود چون خیال می کرد آنها مرا ترد خواهند کرد. بعد من درست می شوم. آنها از من متنفر می شدند و مرا پس می زدند و من هم چاره ای نخواهم داشت جز اینکه مانند خودشان از آنها متنفر شوم و آنها را پس بزنم. اولین واکنشش این بود که سعی کند مرا فورا از آن مدرسه بیرون بکشد این تهدید را کرد اما آن را عملی نکرد در عوض به من گفت این یک سال آخر را در آن مدرسه خوش باشم چون سال بعدی وجود نخواهد داشت با شنیدن این حرف دلم ریخت اگر من را از آن مدرسه تنها راه ارتباطی من با دنیای واقعی بیرون بیاورند دیگر هرگز رنگ شادی را نخواهم دید مستاصل شده بودم چنان اندوه و ترسی بر من مستولی شده بود که حتی در مدرسه هم مرا رها نمیکرد معمولا شخصیتم در خانه و مدرسه بین سیاه و سفید تغییر می کرد. اما حالا دیگر همیشه خاکستری بودم یک روز معلم نمایشنامهام آقای فابرو پرسید حالم خوب است یا نه سوالش همچون ستونی عظیم از نور چاه عمیق و تاریک دلم را رو روشن کرد از خدایم بود که همه چیز را به او بگویم لحظه درنگ نکردم با او ملاقات کردم و جای زخمها و کبودیهای دستم را نشانش دادم دست بر چند روز بعد الاغی که مادرم با او ازدواج کرده بود با توپ پر به دفتر مدرسه من آمده بود و از این شاکی بود که چرا آقای فابرو دست مرا دیده است پر روی دیگر تا چه حد چطور یک معلم مرد جرأت کرده بود جراحات و کبودی هایی را که او روی بدن یک بچه ایجاد کرده بود ببیند به نظر او مشکل اصلی این بود که مردی نامحرم بوزی مرا دیده نه اینکه خودش مرا کتک زده است آقای فابرو به عنوان معلمی که در مدرسه دولتی کار میکرد از لحاظ قانونی موظف بود که وقتی میبیند بچهای در خطر جانی است به مقامات اطلاع دهد پلیس و مددکاران اجتماعی هر دو از من بازجویی کردند و من به همهشان گفتم که عمویم چطور ما را به باد کتک میگیرد به آنها گفتم که چطور از در وارد میشود و بدون اینکه کاری از من سر زده باشد مرا میگیرد و کل دقدلی هایش را سر من خالی میکند کمربندش را میکشد و تمام بدنم را زخمی و کبود میکند اگرچه موقع کتک خوردن دیگر دردی حس نمیکردم اما اثرشان میماند و میشد به عنوان مدرکی برای کتک کاری هایش از آنها استفاده کرد آقای فابرو به من هشدار داده بود که اگر این راه را در پیش بگیرم این احتمال وجود دارد که از مرکز مراقبت دولتی سر در بیاورم و دیگر هرگز رنگ خانواده هم را نبینم از آن پرسید آمادگیش را دارم یا نه از فرد هیجان سر از پا از تصور اینکه ممکن است دیگر هیچ وقت ریخت آن آدم ها را نبینم داشتم بال در می آبردم. من فقط میخواستم به صدا درآوردن آن آژیر خطر باعث شود که دیگر هیچ وقت برای از مدرسه بیرون نبرند پیش خودم میگفتم با ترک اون خونه مشکلی ندارم حتما شوخیت گرفته بهتر از این امکان نداره همچنین به من گوش زد کرد که باید قوی باشم باید بتوانم در دادگاه بیستم و تمام چیزهایی را که به او گفتم به قاضی بگویم هیچ وقت یادم نمیرود که به او قول دادم قوی باشم خودم را تصور می کردم که انگار در یکی از قسمت های سریال مطلاک شجاعانه در دادگاه ایستادم و پته هایش را روی آب می ریزم. من آماده بودم. تحقیقات از مصاحبه با من در مدرسه شروع شد و به آمدن پلیس در خانه ما و مصاحبه با همه افراد دیگر کشید. مادرم به معنای واقعی کلمه به صورتم توف انداخت و گفت چقدر از من متنفر است. اما من قوی ماندم. بالاخره باریکی از نور را دیدم که داشت از لایه های سنگین سیمان عبور می کرد و قرار بود که به زودی آزاد شوم. بخشی از وجودم در تعجب بود که چرا مادرم هیچ حمایتی نمی کند. همیشه طوری رفتار می کرد که انگار نمی توانست مانع کتک زدن او شود. انگار که کاری از دست او بر نمی آید. اما حالا که من داشتم برای حل این مشکل کاری می کردم، چرا هیچ کاری نمی کند؟ آن موقع بود که شستم خبردار شد مادرم همیشه دروغ میگفته است و فقط میخواسته من را بازیچه دست خود کند البته که مادرم میدانست آن مرد با من چه میکند اما خودش را به کوچه علی چپ میزد و تظاهر میکرد کاری از دستش بر نمیآید چون نمیخواست ما از او متنفر باشیم تنها چیزی که استحقاقش را داشت نفرت ما بود اما بزدلی بیش نبود وقتی از مادرم بازجویی کردند همه چیز را انکار کرد کاری کرد که من دروغگو به نظر برسم برادر و خواهرم هم همین کار را کردند دو فرزند منیر هم دروغ گفتند پانویس متلاک سریال غذایی آمریکایی ساخته دین هارگرو پایان پانویس از بین پنج بچه تنها کسی که راست میگفت من بودم آنها با دروغهایشان مرا محکوم به ماندن در آن زندگی کردند آنها خیلی از عواقب کار میترسیدند به ذهنم خطور کرد که واقعا ممکن است نتوانم راه گریزی را پیدا کنم نتوانم به مرکز مراقبت دولتی راه پیدا کنم و مجبور شوم آنجا با آنها زندگی کنم در حالی که سعی کرده بودم او را به خاطر کودک آزاری به زندان بیندازم این وحشتناکترین فکری بود که به ذهنم خطور کرده بود قاضی حکم داد که تنبیه بدنی در کانادا خلاف قانون نیست و به خاطر فرهنگ ما گاهی پیش میآید که این تنبیهات شدیدتر از تنبیهاتی باشد که در خانواده های معمول کانادایی صورت میگیرد ترسناکترین فکری که در اعماق ذهنم کمین کرده بود با یک ضرب چکش قاضی به واقعیت پیوست در زندگی هیچ وقت تا این حد احساس نکرده بودم که به من خیانت شده است تنها امیدم ناامید شد چقدر نفرت آور است که اجازه دهیم یک کودک مورد ضرب و شتم قرار گیرد به صرف اینکه که دهندهاش از کشور دیگری آمده است اصلا چه ربطی دارد باید از همه کودکان محافظت شود اینکه کودکی از فرهنگ دیگری آماده باشد که باعث نمی شود از نظر جسمی و عاطفی یا روانی آسیبی کمتری به او برسد ضرب و شتم و سو سوء استفاده جنسی به همه کودکان صرف نظر از فرهنگشان به یک اندازه آسیب میزند اگر آزاردهنده من آلمانی یا هلندی تبار بود مگر او را به زندان نمیانداختند این دیگر چه منطقی است این قوانین هنوز در کانادا حکم فرماست حتی نمیتوانم تصورش را بکنم چند بچه را مثل من مخفول گذاشتند و آنها را به دست همان کفتارهایی انداختند که از آنها فرار کردند. افراد زیادی که مددکار اجتماعی حمایت از کودکان بودند یا هستند با من تماس گرفتند و از این بابت احساس تأسف کردند. مردی را می شناسم که آنقدر از اینکه مجبور بود بچه های آزار و اذیت دیده را در دست آزار دهندگانشان رها کند آشفته شده بود که بالاخره مجبور شد جایگاهش را در وزارتخانه عوض کند. دیگر تحمل این کار برایش غیر ممکن شده بود. به من میگفت به خاطر کاری که سی و یک سال مجبور به انجامش بوده دچار عذاب وجدان شده است افرادی زندگی خود را وقف حمایت از کودکان می کنند اما مجبورند به دست خود آنها را به حال خود رها کنند تا همچنان مورد آزار و اذیت قرار گیرند فقط به خاطر اینکه دولتشان دیگر شور نسبی گرای فرهنگی و اخلاقی را درآورده است برای شعن ضرورت ووک جلوه کردن بر ضرورت حفاظت از کودکان در برابر آزار و اذیت ارجعیت دارد. پانویس وک انگلیسی و -E به معنای بیدار یک اصطلاح سیاسی با منشأ آفریقای آمریکایی است که به آگاهی نسبت مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و عدالت نژادی اشاره دارد. برگرفته از ویکیپدیا مدخل ووک پایان پانویس کشورم برای اینکه در مسائل حساسیت فرهنگی نشان داده باشد تعصب ظالمانه ای را از خود نشان داد که دودش به چشم من رفت میدانستم اگر والدینی سفید پوست داشتم از من حمایت می شود. این یکی از نتایج رایج تفکر چپ وابست است. آنقدر ذهنشان باز است که مغزشان میزند بیرون فقط رنگ پوست یا قومیت فرد خاطی را میبینند نه اعمالی که مرتکب شده است اگر فردی سفید پوست از پختن کیک عروسی برای زوج همجنسگرا امتناع کند آنقدر حرف از تعصب میزنند و میگویند که این کار پذیرفته نیست که فریادشان گوش عالم را کر میکند اما حالا اگر یک قناد مسلمان از پختن کیک برای یک زوج همجنسگرا خودداری کند صدا از سنگ برمیآید و از این جماعت نه خب فرهنگشان این است و ما باید به اعتقادات آنها احترام بگذاریم وگرنه یک به اسلام حراس هستیم امروز حماقت و استاندارد دوگانه بزرگتر از این وجود دارد ما باید به خود عمل و رخداد نگاه کنیم نه به رنگ پوست یا قومیت یا مذهب شخصی که آن را انجام میدهد این موضوع اصلا تفاوتی ایجاد نمی کند عمل غیر اخلاقی فارغ از آنکه چه کسی آن را انجام دهد غیر اخلاقی است همه ما باید تعصب زنستیزی کودک آزاری و سایر اعمال غیر انسانی را تقبیح کنیم اینکه این, این عمل از چه کسی صادر می شود چه اهمیتی دارد از هر کی سر بزند به یک اندازه بد است اینکه انتظارات خود را پایین بیاوریم و همه انسان را با یک معیار نسنجیم پلیدترین نوع نجات پرستی است این اولین بار در زندگی هم بود که سعی می کردم روی پای خودم بیستم قوی بودم تصمیم داشتم در دادگاه مستقیم به صورت منیر نگاه کنم اما هرگز فرصتش را پیدا نکردم لحظه بیش سر پا نایستاده بودم که کشورم زانوهایم را قطع کرد و مجبورم کرد تا دوباره به خاک بنشینم باعث شد فکر کنم که لیاقتم همین است و همیشه محکوم به همین تقدیرم اینکه بگویم نابود شده بودم حق مطلب را بیان نکردم با تمام وجود حس می کردم که تنها امیدم همین بود دیگر هیچ امیدی به دلم باقی نمانده بود هیچ انگیزه برای زیستن نداشتم به خاطر خیانت به خودیها و کمک خواستن از کافران مجازات شدیدی در انتظارم بود این بدترین شکل خیانت بود به من آموخته بودند که ما با آنها در نبردیم و حالا من از آنها کمک هم خواسته بودم چنین کاری قابل بخشش نبود اسلام تعبیر بسیار محکمی از سرنوشت دارد همه چیز از قبل تعیین شده است هر گونه تلاش برای تعیین سرنوشت خود بی‌معنی است آنچه الله بخواهد سرانجام انجام خواهد شد قبل از اینکه اولین نفست را بکشی کل زندگیت مقدر شده است این اتفاق باعث تقویت آن آموزه ها شد من کنترلی نداشتم و نمیتوانستم قسمتم را در زندگی تغییر دهم باید قبول میکردم که این خواست الله است دست و بازدن دیگر فایده ای نداشت پایان آن سال مادرم همون طور که قول داده بود مرا از مدرسه بیرون آورد همه تلاشایم به باد فنا رفته بود من هم تسلیم شدم نسبت به دنیای اطرافم بی تفاوت شده بودم اگر احساس اختیار را از انسان بگیری انگیزه ادامه مبارزه را هم از اون میگیری فایده اش چیست که این انسانی دیگر هیچ وقت هدفی را برای خودش تعیین نخواهد کرد و تلاش نخواهد کرد که به چیزی دست یابد چون اگر قرار باشد چیزی اتفاق بیفتد خودش اتفاق خواهد افتاد بی هیچ اندیشه‌ای زندگیش را سپری می کند. دیگر ناامیدی به تغییر زندگی خود دارد و نه تلاشی در جهت آن می کند. سالها بعد در واقع سی سال بعد دوباره به آقای فابرو ارتباط برقرار کردم لحظه ای که دیدمشت به گریه افتادم اصلا نمیدانست چه بلایی سرم آمده است فکر می مرا به مراکز مراقبت دولتی سپردند نمی توانست باور کند که دستگاه غذایی این چنین در حق من اجاف کرده بود روزا در رستورانی گذراندیم که پسرش در آن سراش و بود و از هر دری سخن گفتیم. من و همسرم را به خانهاش دعوت کرد و در آنجا با همسرش هم ملاقات کردیم. او هم آن روز آن روزهای دور را به خاطر داشت مثل یک خواب بود. از اینکه دوباره می توانستم او را در زندگیم ملاقات کنم از شوق لبریز بودم. روز بعد را به گریه گذراندم چون با دیدن او خاطرات قدیمی هم مثل حباب هایی که با رسیدن به صد بزرگتر میشوند دوباره در ذهنم نقش بستند به حال آن دختر کوچولو گریه کردم قبل از اینکه از خانه اش خارج شویم آقای فابرو با قاطعیت گفت اگر نتیجه چیزی که میخواستیم میشد سرپرستیت را قبول میکردم همسرش هم تصدیق کرد آره سرپرستی تو را قبول میکردیم قلبم هزار تکه شد زندگیم چقدر ممکن بود متفاوت باشد سال بعد از آن اتفاق مادرم اجازه نداد به مدرسه برگردم وقتی دوباره به مدرسه برگشتم آقای فابرو از آنجا رفته بود دیگر گذرمان به هم نخورد تا اینکه شروع به نوشتن این کتاب کردم مادرها سال نهم را به عنوان دستیار شخصی مادرم در مدرسه اسلامی گذراندم او سرپرست بخش تعلیمات دینی و عربی شده بود او عاقبت در جامعه ای که به او بها میداد و او را عزیز میشمرد جایگاه و منزلت پیدا کرده بود کارش را خیلی جدی میگرفت و تصور میکرد رکنی از جامعه است تا مدتها این شخصیت بدون تزلزل باقی ماند مردم هم باورشان شده بود و با احترام و عزت و ترس با او رفتار میکردند مدرسه اسلامی پیوسته بزرگ و بزرگتر میشد و طولی نکشید که چند اتوبوس مدرسه بچه ها را از کیلومترها دورتر به مدرسه می آوردند. ما هنوز برنامه درسی مشخص و کلاس درسی درست و حسابی یا هیچ چیز دیگری نداشتیم که آنجا را شایسته مدرسه خواندنش بکند. در مقطعی دولت متوجه این موضوع شد و ناگهان مدرسه در معرض تعطیلی قرار گرفت طولی نکشید که از عربستان سعودی پول به مدرسه سرازیر شد این پول امکان ساخت ساختمانهای مجزا را برای مدارس ابتدایی و متوسطه و تجهیز آنها به جدیدترین فناوریهای روز فراهم کرد همراه با پول عربستان پای القاعات عربستان هم به مدرسه باز شد مسلمانان بنیادگرایی که بدون شک درباره آنها شنیدید. همانهایی که ساختمانها را منفجر می کنند و های مدرسه را زنده زنده می سوزانند و هم جنسگرایان را از بالای بلندی ها پرت می کنند. همگی از یک مکتب فکری می آیند. عذر مدیر هندی مدرسه را خواستند و یک مرد مصری جای او را گرفت. یک مرد مصری با یک من ریش و همسری که کل بدنش را سیاه پوشانده بود، حتی صورت و دستهایش را. اولین باری بود که چنین چیزی دیده بودیم. بعضی از بچه ها اسم او را پنگوان یا خفاش گذاشته بودند بعضی دیگر هم به او میگفتند نینجا مادرم اکنون یک دشمن داشت یک زن مصری دیگر که میخواست جای او را به عنوان رهبر زنان در آن انجمن بگیرد مردم دیگر از مادرم مشاوره نمیگرفتند و در عوض پیش نینجا میرفتند نینجا پرهیزکارتر قلم داد میشد چون که در مقایسه با مادرم قسمت های بیشتری از بدنش را پوشانده بود رقابت مادرم پشیزی برایم اهمیت نداشت او سعی میکرد مرا درگیر کند اما من من هم دست به درد بخوری نبودم. من از زندگی دست کشیده بودم و دیگر رمقی برایم نمانده بود. هر روز به خودکشی فکر می کردم. اما حتی توان عملی کردن آن را هم نداشتم. به یک مرده متحرک تبدیل شده بودم. دیگر خشمی هم در وجود من جا نمانده بود. بیروح و بیرمق افتاده بودم و موجهای زندگی مرا جابجا جا می کرد. همه چیز بیرنگ و بیتم بود. نه میل و رغبتی، نه آرزویی، نه فکری، نه احساسی. هیچ چیز نداشتم فقط زنده بودم مادرم با همدستی سیستم غذایی بریتیش کلمبیا موفق شده بود مرا بشکند و از این بابت احساس و غرور میکرد همینطور که به من چپ و راست امر میکرد کار تحقیر کننده ای را انجام دهم باد در گلویش میانداخت هیچ مقاومتی نمیکردم و هرچه میگفت انجام میدادم ده سال طول کشید اما سرانجام مرا به زانو درآورد صبحها مجبورم میکرد به پاهایش بیفتم و پاهایش را ببوسم بعد هم برایش چای ارل گری توینینگ دم کنم. درست همانطور که دستور فرموده بود. کوچکترین کم و کاستی پرچدن لیوان را به سمت سرم به دنبال داشت. یک بار لیوانش هنگام برخورد با سرم شکست و همانطور که از سرم از زخم سرم خون فواره میزد چشمانم پر از خون شده بود التماسش کردم با اورژانس تماس بگیرد اما او قبول نکرد با جیغ و فریاد گفت حتما تا بندازنم زندان آره فکر میکنی نمیدونم چی تو کلته دوباره میخوای شانس تا امتحان کنی من دشمن بودم و مثل دشمن با من برخورد میشد پانویس توینینگز ارل گری پایان پانویس هر روز وقتی پاهایش را ماساژ میدادم به من میگفت که چطور زندگیش را خراب کردم قرار نبود است به دنیا بیایم آرزو میکرد کاش هیچ وقت به دنیا نیامده بودم جز غم و اندوه چیزی برایش نداشتم وجود من جز بدبختی هیچ چیزی برای او نداشته است. هرگز نمی توان از شر من خلاص شود چون هیچ مردی حاضر نیست مرا از سرش باز کند. می گفت چاق و زشت هستم و لیاقت عشق, کسی را ندارم. این حرفا همچون سرومی از سم بود که بدون هیچ که بدون اینکه ذره ای از سرعتش کم شود به رگهایم جریان داشت. سالها بعد که کنشگریم را از سر گرفتم متوجه موضوع بسیار رایجی شدم. خیلی از ما دخترها قربانی آزار روانی مادرانمان بودیم. زنی که هیچ کنترلی بر زندگی خود ندارد برای کنترل کردن دیگران لح لح می زند. اما خروجی‌های کمی برای تخلیه این نیاز در اختیار دارد در خانواده نمیتواند بر شوهر یا پسرش کنترلی داشته باشد اما دختر قربانی خوبی است پس تمام خشم و سرخوردگیش را سر او خراب می کند. طبق حدیث بهش زیر پای مادران است پس این مادر است که تعیین میکند فرزندش تا ابد در جهنم بسوزد یا خیر این قدرت قدرت بسیار زیادی است که سر یک بچه خالی شود وقتی چنین قدرتی به دست یک مادر سنگ دل بیفتد میتواند عواقب دلخراشی را به همراه داشته باشد میتواند از این جایگاه سوء استفاده کند و آن را در جهت کنترل فرزندش به کار گیرد برای جلب محبت، حمایت و رضایت و وی و مهمتر از همه برای اینکه روزی به بهشت راه پیدا کنی باید کنیز فرمانبردار او باشی او هر آن میتواند تو را آخ کند و اینگونه میتواند همیشه تو را مطیع نگه دارد اخیرا فیلمی دیدم به نام مردم چه خواهند گفت و خیلی هم با آن ارتباط برقرار کردم فیلم در مورد دختری پاکستانی بریتانیایی است که خلاف میلش او را در پاکستان رها کردهاند خیلی احساس ناتوانی و ناامیدی می کند. در یک س... یکی از صحنه ها دختر با خشونتی غیر قابل وصف یک گربه را آزار می دهد. صحنه کوتاهی بود اما آن سحن... از آن صحنه ها بود که همیشه در ذهنت می ماند. در آن صحنه دختر جوانی را دیدم که مطلقا هیچ کنترلی بر زندگی خود نداشت و دنبال راهی بود که این احساس را ارضا کند. این صحنه بیمارگونه دلخراش و دردناک و واقعی بود. در خانه ما من آن گربه بودم. انگار مادرم از شکنجه کردنم لذتی سادیسمی می برد. این کار نیازی بیمارگونه را در او ارضا می کرد و متاسفانه او تنها نبود. در خلال صحبت هایم با دیگر زنان سابقا مسلمان متوجه شدم که این الگوی رفتاری به طور چشمگیری رایج است. برخی از زنان اهل عربستان برایم تعریف کردند که مادرانشان آنها را ماها در اتاق زندانی می کردند. چنین کاری در کشوری مانند عربستان سعودی که هیچ حمایتی از دختران قربانی بدرفتاری نمی کند مثل آب خوردن است. زن دیگری هم تعریف کرده بود بعد از اینکه با آمریکا فرار کرده بود با یک مرد آمریکایی آشنا شده بود یک بار سر میخورد و میافتد و جای زخمش شروع به خونریزی میکند دوست پسرش به, به سمتش میدود اما او ناگهان از ترس خودش را عقب میکشد چون توقع نداشت چون توقع داشت سرش داد بزند و به او بگوید که چقدر احمق و دست و پا چلفتی است و نمیتواند مثل آدم راه برود از تعجب خشکش زده چون اولین حرف دوست پسرش این بود حالت خوبه این پاسخی نبود که به شنیدنش عادت داشته باشد. پانویس مردم چه خواهند گفت یا What will people say؟ فیلمی به کارگردانی ایرام حق. پایان پانویس داستان او را کاملا درک می کنم. این حد از بدرفتاری را خوب می شناسم. هر کاری که بکنی یا هر اتفاقی که بیفتد فرقی ندارد. همیشه مقصر هستی و به خاطر آن توبیخ می شوی. زن دیگری که با نام مستعار سید مرتد در تویتر فعالیت میکند برای هم تعریف میکرد از وقتی که سه یا چهار ساله بوده است مادرش به طرزی سادیستی او را کنترل میکرده است مثلا وقتی میخواسته او را از پستانک بگیرد و بچه دست از این کار بر فلفل تند در دهانش گذاشته بود اگر سید گریه میکرده مادرش به جای پستانک دمپای کثیف خودش را در دهان بچه فرو میکرده است صرف نظر از رنج غیر قابل تصوری که به دخترش تحمیل میکرده دست از کنترل دخترش بر نمی داشته است. همیشه مادرش برنده بازی بوده است. این آزار و اذیت که با هدف کنترل او انجام می گرفته است به جایی می رسد که کار به پرتاب اجسام مختلف به سمت او و فشردن گردنش می کشد. ناخونهایش را در گردن دخترک فرو می کرده است تا, جایی که خون بیفتد. به او سیلی می موهایش را می گرفته و سرش را به دیوار می کویده است. با صندل یا کفگیر چوبی به جانش میافتاده یک بار یک وردنه چوبی را با کوبیدن به پای دخترش می شکند. و تنها واکنشش این بوده است که قاه قاه بخندد. پانویس سید مرتد یا سید مرتد پایان پانویس یک بار در وصف سید گفته بود این پتیاره هیچی رو احساس نمیکنه اگه سید مثل خواهرم مطیع بود امیال شیطانی مادرش ارزا می شد. اما او مثل من مقاومت می کرده است. و مقاومت چیزی بود که مادرانمان را هارتر می کرد. چون, و... چون فقط یک چیز برای کنترل داشتند و از کنترل آن هم عاجز مانده بودند. مادر سیده از شوهرش که دست بزن داشت متنفر بود. از زندگیش متنفر بود. از خودش هم متنفر بود. او از خشمهای فروخورده لبریز بود و فقط می توانست آن را سر سیده خالی کند. خیلی اوقات به سیده می گفت کاش او را انداخته بود. مادر من هم خیلی وقتا به من می آرزو داشت هرگز به دنیا نیامده بودم. و من سالیان دراز با او موافق بودم. افسردگی یک سپتامبر سال بعد بدون اطلاع قبلی از کنیزی مادرم مرخص شدم و به مدرسه دولتی رفتم. یک روز پادوی او بودم روز بعدش دانش آموز دبیرستان. اوایل خیلی تأثیری رویم نداشت. عمدهترین خاطرم از آن دوران احساس پوچی سالها بعد فهمیدم که قهرمان زندگی من مردی از میان دوستان خانوادگی ما بود که متوجه افسردگی شدید من شده بود. فکر می کنم این مسئله به چشم کسانی که با من برخورد داشتن می آمد و یا حتی کاملا برایشان مشهود بود. او دو دختر همسن و سال من داشت و بزرگ شدن ما را با هم دیده بود. تهدید کرده بود اگر والدینم اجازه ندهند به مدرسه بروم موضوع چند همسری غیرقانونی آنها را به مسئولان گزارش خواهد داد. جار جنجال زیادی بر سر این مسئله برپا شد و باعث شد دوستی چندین ساله بین خانواده هایمان به هم بخورد. تا به امروز نفهمیدم چرا این محبت را در حق من کرد. هیچ وقت در این باره با من صحبت نکرد. به ندرت با او صحبت می کردم چون زنها و مردها همیشه از هم جدا بودند. مادرم نیز به اندازه من گیج شده بود. تعجبش از این بود که ماجرا را به زخم زبان همیشگی و خاص خودش بیان می با شک و تردید به من نگاه می کرد و با چشمانی در هم کشیده می گفت چرا کسی باید به تو اهمیت بده؟ چطور ممکنه یک نفر به خاطر تو حاضر بشه اینطور دوستی رو به باد بده؟ به نظر میرسید اینکه این که امنیتش بار دیگر به خاطر من به خطر افتاده بود باعث شده بود تنفرش از من بیشتر شود. من بلایی بودم که از آسمان بر او نازل شده بود تا یک روز خوش رو در زندگیش نبیند. هرگز نقش خود را در ایجاد این اتفاقات نمیدید و نه قبول میکرد به این ترتیب به زور, به زور تحدیدات قانونی اجازه پیدا کردم بار دیگر در سپتامبر به مدرسه دولتی برگردم آنکه آن سال کلاس دهم ده برایم سال سختی بود تاریکی که وجودم را فرا گرفته بود همه جا مثل سایه دنبالم میکرد دوستی پیدا کردم به نام امبر من و او با هم قدم میزدیم و آوازهای غمناک انیا و شینیت اوکانر را میخواندیم و در رمان‌های عاشقانه و تاریخی گم می‌شدیم. من این نوع موسیقی و این نوع کتاب‌ها را دوست نداشتم. فقط از کارهای او تقلید می‌کردم. شخصا هیچ علاقه و خواسته مشخصی نداشتم. شاید از آن زندان فیزیکی آزاد شده بودم اما هنوز زند... زندانی ذهنم بودم. خواستن دیگر معنایی نداشت. چون به هر حال هیچ وقت به خواستم نمی رسیدم و این بود که هرگز چیزی را نخواهم دو سال از زمانی که آن قاضی به من خیانت کرده بود می گذشت. و حتی احتمال این را هم نمیدادم که روزی زخم هایم التیام پیدا کند زندگی جدید و پوشم را پذیرفته بودم یک روز من را به یک غریبه میدادند و چند تا بچه پس میانداختیم و به بچه هایم یاد میدادم که اگر میخواهند از آتش جهنم در باشند نماز بخوانند تابستان بین کلاس دهم و یازدهم یک مشت قرص تایلنول خوردم به امید اینکه به بدبختی هایم پایان دهم میترسیدم از اینکه واقعا بمیرم چون خودکشی راه مستقیمی بود به جهنم پس این فکر به سرم زد که اتفاقی زیادی قرص بخورم اما الله از نیتهای تو آگاه است پس میفهمید که واقعا میخواستم آن قرصها را مصرف کنم مبهوت بودم و بد طور گیر کرده بودم از زندگیم متنفر بودم اما نمیتوانستم به آن پایان دهم تمام راهها به جهنم ختم میشد چه در این دنیا و چه در آخرت به حال ها را خوردم اگر الله بخواهد زنده بمانم زنده خواهم ماند نتیجه را به او واگذار میکنم پانویس اینیا پاتریشیا برنان خواننده ایرلندی شانید او کانر خواننده و ترانه‌سرای پاپ ایرلندی تایل نول نام تجاری قرص استامینوفن پایان پانویس چند ساعت بعد گیج و خیس عرق بیدار شدم از اینکه قرص ها عمل نکرده بودند دل سرد شده بودم نمیدانستم که حالا باید خیالم راحت باشد یا نه به این نتیجه رسیدم که باید به هر دری بزنم تا از این تاریکی نجات پیدا کنم یک دفتر قدیمی پیدا کردم که چند صفحه خالی داشت و شروع کردم به نوشتن در آن تمام مسیرهای ممکن و همه موانع سر راه هم را در آن نوشتم سرانجام پس از بررسی وضعیت دشوارم از جوانب مختلف نتیجه گرفتم که تنها راه نجات این است که چند سال بعدی را دندان روی جگر بگذارم و طاقت بیاورم تا بزرگسالی یک عمر فاصله بود اما تنها کورسوی امیدی که در آن کوره راه میدیدم همین بود شبها که میخواستم خودم را خواب کنم به جای تصور کردن تکه تکی کردن منیر و جاری شدن خونش به خودم فشار می آوردم که خانه ای را تصور کنم که روزی خواهم داشت. تصور می کردم از در جلوی آن وارد شدم سمت راست پلکانی است که به طبقه بالا می رود و اتاق نشیمن در سمت چپ قرار دارد. وقتی صورتم را میگرداندم داخل اتاق نشیمن را نگاه میکردم پشت کاناپه را میدیدم و صفحه تلویزیون که رو به من بود تصور میکردم که همیشه روی آن کاناپه لم دادم و ذرت بوداده یا بستنی میخورم تصور میکردم که بلند میشوم و به سمت آشپزخانه میروم بعضی اوقات به اتاق خوابم در طبقه بالا میرفتم و هر شب آن را به یک شکل تزیین میکردم چند بالشت قشنگ اما بی استفاده در آن میگذاشتم و یک پتوی روانداز. در اتاق خوابم یک پنجره شاهنشین بود و میتوانستم در آنجا بنشینم و زیر نوری که از پنجره میتابید کتاب بخوانم می توانستم صدای بچه ها را که در خیابان زیر پنجره بازی می کنند بشنوم. هرگز این فرصت به من دست نداد که تنها زندگی کنم. اما در حالی که در آن سالها روزها را از پس یکدیگر در می نوردیدم، آن تخیلات مرا زنده نگه می داشت. بیهجاب نوشته یاسمین محمد فراوی نوای آزادی تولید صوتی آوای بو خشونت یک تیفرز وقتی کلاس یازدهم شروع شد هیچ خواسته ای نداشتم فکر می کردم شادی حسی است که فقط دیگران تجربهش می کنند و سرنوشتم را پذیرفته بودم این چیزی است که الله برای من مقدر کرده است همان سال بود که با تیفانی آشنا شدم آن دختر به من کمک کرد که دریابم چند اخگر گرم از آتش درونم به مانده است و هنوز خاموش نشده است. با اشتیاق به آن بارقه های کوچک سوخت رساند و مرا از افسردگی خاکستریم بیرون کشید. نمیتوانم توانم بدون اینکه اشک صفحه کلیدم را خیز کند در مورد تیفانی بنویسم. چند سال پیش او را از دست دادم و دیگر هیچ وقت آن آدم قبلی نخواهم شد. اگرچه سالها قبل از این اتفاق خدا ناباور شده بودم اما موقع از دست دادن تیفانی اولین بار پس از خروجم از اسلام بود که آرزو کردم کاش هنوز به بهشت ایمان داشتم برای اینکه لحظه‌ای دردم تسکین پیدا کند تصور می‌کنم همه اینها واقعیت دارد بهشتی وجود دارد و من واقعا دوباره تیفرز را خواهم دید به هر حال مطابق اسلام این اتفاق ممکن نیست ما هر دو باید در جهنم بسوزیم خواستم به بهشت مسیحیان ایمان بیاورم اما با وجود اشتیاقی که به آن باور داشتم ته دلم میدانستم که اینها دروغ التیام بخش بیش نیست اگر تیفانی بود حسابی از من قطع امید می کرد. احتمالا روحش به سراغم می آید تا بگوید چقدر خل شدم. او اولین کسی بود که به من گفت باور نداشتن به دین هم یک گزینه است نمیدانستم که اصلا چنین چیزی هم وجود دارد بعد از اینکه نماز خواندن مرا دید کنجکاو شد و با ملایمت پرسید دلیل این کارهای عجیب و غریب چیست چرا در حالی که خم شده ایم دست را روی زانوهایمان می‌گذاریم و مکررن فقط انگشت اچار اشاره ای دست راست را به بالا و پایین بالا و پایین و باز هم به بالا و پایین حرکت می دهیم. تا زمانی که کسی به تو چیزی نگفته است خودت هیچ وقت متوجه چرند بودن چیزی نمی شویم. چرا فقط آخر کار انگشت قفل کرد؟ نمیدونم کاری که می دیگه. چرا؟ چه میدونم؟ عجیب و غریبه به نظر خودت اینجور نیست؟ چرا؟ فکر کنم عجیبه. او زندگی مرا تغییر داد. چشمانم را باز کرد. او به روحیهی در من رمق دوباره بخشید که تقریبا به طور کامل زائل شده بود. شاید از نظر جسمی ضعیف بود اما در واقع قوی ترین زنی بود که روی این کره خاکی قدم گذاشته بود. تیفانی یک مشکل قلبی مادرزادی داشت. هر یک سالی که زنده می ماند به سان معجزه‌ای بود که دکترهایش پاسخی برای آن نداشتند. اما او بیباک بود به اندازه کافی به جای هر دوی ما و حتی بیشتر از آن شجاع بود یادم میاد خوانده بودم سلمان رشتی در کودکی یواشکی ژامبون خورده بود بعد وقتی که دیده بود اتفاق خاصی نیفتاد نتیجه میگیرد که اسلام تماما دروغ است اینکه سر خود این کار را انجام داده بود نشان میدهد خیلی شجاع بوده است با وجودی که تیفانی به من قوت قلب میداد و مرا به انجام کارهای مشابه ترغیب میکرد هنوز آثار شستشوی مغزی در من قوی بود چطوره فقط یه بار همین یه بار با پای چپ نری توالت و با پای راست نیای بیرون ببینیم چه اتفاقی میافته نه نمیتونم تو این قضیه رو درک نمی کنی که و همین دلیل بود که دوست نداشتم با مردم از زندگیم بگویم حالا مجبور بودم با این فشار دست و پنجه نرم کنم پانویس سر احمد سلمان رشدی نویسنده و مقاله نویس بریتانیایی هندیست وی نخستین بار با کتاب بچه های نیمه شب به شهرت رسید و جایزه بکر را بابت نگارش این اثر دریافت کرد. اغلب آثار رشدی از شپقاره هند ریشه میگیرد. داستان او را در گونه رالیسم جادویی طبقه بندی می چهارمین اثر وی آیات شیطانی اعتراضاتی را در کشورهای اسلامی برانگیخت. پس از آن فتوای روح الله هندیزاده، خمینی مبتنی بر ضرورت کشتن وی باعث شد تا سلمان رشدی سالیان درازی را به زندگی مخفیانه روی آورد و تنها در مناسبت های خاص در انظار ظاهر شود. پایان پانویس باشه ولی فقط به خاطر دلخوشی من او خدایا نه از ترس میمیرم کاش به او دروغ گفته بودم. کاش از زندگیم برایش نگفته بودم. ذکر رو مکرم نباید بگیا فقط برو تو اون توالت خراب شده یاسمین اصلا کار سختی نیست با اعتراض به او گفتم اگه جنی شدم تقصیر توه ها؟ البته کامل هم این را به شوخی نمی گفتم. به من یاد داده بودند اگر کسی با پای چپ وارد توالت شود یا دعای کوتاهی را که خواندنش لازم است نخواند اجنی در دستشویی زندگی می کنند او را تسخیر خواهند کرد. میدونی من چند بار تو زندگیم ریدم؟ الان به نظرت قیافم به جن زده ها می خوره؟ فکر می کنی این همه آدم که با پای چپ نمیرن توالت و دعا نمی جن زده شدن؟ گفتم چه میدونم از حق که نگذریم استدلالش واقعا قوی بود اول با احتیاط با پای راست وارد توالت شدم تمام مدت از ترس بدنم منقبض شده بود قلبم مثل تبل می تبید کارم را سریع تمام کردم بیرون پریدم و نفس عمیقی کشیدم جن زده شدی نه خیلی هم خوب حالا بیا بریم نهار بخوریم الان که دیگر تحت تاثیر آن شست و شوهای مغزی نیستم نوشتن این حرفها برایم مسخره به نظر می رسد. اما من و تیفرز گفتگوهای زیادی داشتیم که کاملا مطمئنم هیچ وقت زحمت شروعشان را با هیچ کس دیگری به خودم نمیدادم. او خیلی مراقب من بود. نمیدانم چطور این کارها را می کرد. خودم اگر به یک دختر مجنون و آشفته مثل خودم برمیخوردم ول می کردم و میرفتم با چند تا دختر عاقل و فهمیده دوست می شدم. اما او در کنارم ماند و سعی کرد تا به من بفهماند که مادر و عمویم با هم سر و سرهایی دارند. نه نه اون فقط یه دوست خانوادگیه یه دوست خانوادگی که مامانت بهش میده نه نه اون زن داره هیچ زنی اجازه نمیده یه مرد این کارا رو با بچه هاش بکنه مگه اینکه در قبالش چیزی گیرش بیاد نه تیفرس حرفم رو قبول کن اینطور نیست هرگز به ذهنم خطور نمیکرد که این رابطه چقدر واضح هست حتی یک بار هم نشد که فکر کنم مادرم زنی است که بخواهد خانواده کسی را از هم بپاشد حتی یک بار. ساده دلانه تمام دروهایی را که تحویلم میداد باور میکردم. اما تیفانی بعض تردید را در دلم کاشت. بعضی را که تازه سالها بعد جوانه زد. بعد از حدود یک سال دوستی با تیفانی آنقدر سیمان درونم دورم شل شده بود که میتوانستم انگشتان پایم را تکان دهم. تیفانی ناجی زندگیم بود. با گرفتن دنبالی کت او راه افتاده بودم. اما هنوز به اندازه قوی نشده بودم که بتوانم خودم به تنهایی گام بردارم. جای تعجب نیست که تیفانی زندگی خود را وقف حیوانات پناهگاه کرده بود. خانهاش پر بود از انواع حیواناتی که او نگذاشته بود اوتانازی شوند. وقتی که خانه و باغش دیگر جایی برای حیوانات نداشت، چندین حیوان ناخوش را به خانواده و دوستانش سپرد. اشتیاق، صبر و حوصله و توانایی زیادی برای بازپروری حیوانات آزار دیده و مخفول داشت. شاید من اولین مورد او بودم. پانویس یوتانیزیا کشتن حیوانات یا انسانهایی که از بیماری لاعلاج رنج میبرند به وسیله دارو و یا سایر روش ها. پایان پانویس کلاس دوازدهم سال آخر دبیرستان سال تلخ و شیرینی بود میدانستم که این آخرین فرصت برای داشتن رابطه ای سست با واقعیت بود میدانستم وقتی مدرسه تمام شود به احتمال زیاد شوهرم میدهند تهدیدی که هر لحظه به من نزدیکتر میشد مادرم چندین بار گفته بود وقتی مدرسه را تمام کنم و از چنگ و حمایت دوستان و کافرم رها شوم شرم را کم میکند تیفانی پیشنهاد داد که با او زندگی کنم آنها یک خانه عظیم سه طبقه با استخر داشتند که مشرف به اقیانوس بود اما من نمیتوانستم پیشنهادش را قبول کنم مطمئن بودم که تعارف میکند ممکن نبود کسی واقعا بخواهد این تکه زباله را به خانه اش راه دهد سعی کردم تا جایی که میتوانم از سال آخر خود لذت ببرم دانستم این آخرین بار است که تعم آزادی را خواهم چشید آن سال دایی واقعی هم از نیویورک به ملاقاتمان آمد و مادرم را متقا... متقاعد کرد از آن زیرزمین برود او مادرم را به خاطر بزرگ کردن بچه هایش در آن شرایط سرزنش کرد. به ما کمک کرد تا وسایل, من را جمع کنیم و ما بالاخره از آنجا رفتیم. مادرم مرتب از بالا بودن هزینه ها مینالید و تهدید میکرد دوباره به آنجا باز خواهد گشت. بالاخره متقاعدش کردیم اجازه دهد در یک پیتزا فروشی به عنوان منشی تلفن مشغول به کار شوم تا کمک خرج شوم. تمام حقوقم را به او میدادم. حتی یک قرانش را هم برای خودم نگه نمی‌داشتم. همین که در خانه نبودم خودش از صد تا حقوق بهتر بود. و اگر کارم کمک کرد دیگر هیچ وقت به آن زیر زمین وحشت برنگردیم همین برایم کافی بود. از خانه اجاره ما تا مدرسه با پای پیاده فاصله نسبتا زیاد بود یعنی 15 دقیقه بعد از رسیدن به خانه تیفانی. بنابراین من و تیفرز تا نیمی راه خانه با هم قدم زدیم و بعد جدا شدیم. و بقیه راه را تنها میرفتیم. در یکی از این پیاده, رو... پیاد روی ها به من گفت ترانه ای را شنیده است که او را به یاد من انداخته بود. مردد بود آن ترانه را به من بگوید و بادا احساساتم جریه دار شود. اما بالاخره آن را برایم خواند. شعر یک خط از آهنگ گل سرخ از بیت لر بود. روحی که از مرگ بترسد هرگز زیستن را نمی آموزد. پانویس چون در انگلیسی برای امو و دایی از واژه یکسان آنکل استفاده می شود نویسنده به این خاطر از صفت واقعی استفاده کرده است که میان منیر که به او امو می گفتند و دایی واقعیش, است تمایز قائل شود پایان پانویس از حق نگذریم این خط خلاصه زندگی من بود و شاید خلاصه زندگی هر مسلمانی دائما در ترس زندگی کرده ایم از الله بترس از جهنم بترس از عذاب الله بترس از کفار بترس از یهودیان بترس از شیطان بترس از روز قیامت بترس وا ویلا هیچ وقت تمامی نداشت ترس دائم مثل سرطان در افکارم ریشه میدواند و مرا از انجام هر کاری باز می داشت. حتی نمیگذاشت جنب بخورم نه ما هرگز زندگی کردن را یاد نمیگیریم چون هدفی نیست هدف مردن است و آن وقت است که زندگی شروع می شود این حیات چیزی نیست جز فرصتی برای یک امتحان یک توهم است. هیچ چیز مهمی نیست. زندگی واقعی و مهم زندگی پس از مرگ است. هر وقت تنانه ای از بت میدلر میشنوم به گریه میافتم. آن آهنگ ما بود. من و تیفرز. وقتی راهمان به خانه از هم جدا میشد، با صدای بلند برای یکدیگر میخواندیمش. بعضیا میگن عشق یه روده. پانویس. The گل سرخ از بت میدلر آهنگساز و بازیگر آمریکایی پایان پانویس استقلال برای اولین بار در زندگی سرنوشتم را تغییر داده بودم موفق شده بودم مسیری را که زندگی پیش گرفته بود عوض کنم اما در آن زمان اهمیتش را درک نمی‌کردم لحظه ای نکردم و همان موقع در نیافتم که واقعا موفق شده بودم فرمان زندگیم را در دستان خودم بگیرم. خوشحال بودم اما همه اعتبارش به پای الله نوشته شد. او را شکر میگفتم که اجازه داده بود این اتفاق بیفتد. با پسر همسایه تماس گرفتم و همانطور که قول داده بود در شرکت دوستش برایم کار جور کرد. من در آنجا مسئول پذیرش شده بودم. الحمدلله که این نقشه هم به بار نشست. من با خانم دیگری کار می کردم که تمام کارهای اصلی را انجام می داد. چون واقعا از عهدهشان می آمد. من فقط به تلفن ها پاسخ می دادم تا با انگلیسی بی نقص خود مشتری ها را مسهور کنم. با مشتریان ملاقات می کردم و در جلسات شرکت می نشستم. فقط به این خاطر که شرکت با داشتن کارمندی که بدون نقص انگلیسی صحبت می کند پوز می دهد. چند ماهی آنجا کار کردم و در آن مدت حالم داشت کم کم بهتر می شد. تا قبل از آن زندگیم شبیه مجموعه ای از جدال های بود. مثل بچه ای بودم که میخواست روی پاهایش بیستد اما به زور او را روی زمین مینشاندند. سرانجام در نوجوانی دوباره تلاش کردم بیستم و دوباره این اتفاق افتاد. بعد از هر ضربه زمان لازم برای بهبودیم کوتاهتر و کوتاهتر میشد تازه یک سال از اینکه مرا در مصر به امان خدا رها کرده بودن میگذشت و داشتم قویتر می شدم. محکم روی پاهای خودم ایستادم و گفتم دیگر کافی است و نمیخواهم هر روز سوار اتوبوس بشوم و قربانی متلک های مردانی بشوم که در آن کشور پرجمعیت تعدادشان هم اصلا کم نبود هر زنی که بدون مرد پایش را از خانه بیرون میگذاشت از متلک این جماعت در امان نبود مهم هم نبود چند سال داشت و یا چقدر از بدنش را پوشانده بود ظاهرا همه مردان آنجا مطابق تفکر کلیشه‌ای که در موردشان وجود داشت عمل میکردند آزار و اذیت زنان را وظیفه مدنی خود میدانستند تحقیقات نشان میدهد که درصد بسیار بالایی از زنان مصر حدودا 99 درصد اعلام کردهاند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند تصمیم گرفتم کاری در همان حوالی پیدا کنم تا بتوانم پیاده سر کار بروم یک مدرسه خصوصی بین المللی بود که زیاد از خانه خاله هم فاصله نداشت پس رفتم تا با مدیر مدرسه صحبت کنم به او گفتم که فقط دیپلم دبیرستان دارم اما میخواهم انگلیسی تدریس کنم میخواست مرا برای تدریس در مقاطع بالاتر استخدام کند اما قبول نکردم ترجیح میدادم به کودکستانی ها درس دهم چون بچه های کو... کوچک را بیشتر دوست داشتم و هم اینکه اعتمادی به توانایی تدریس خودم که در آن زمان در حد صفر بود نداشتم سرانجام تسلیم شد البته با این شرط که به حقوق کمتر راضی شوم با ماهی 100 دلار به صورت تمام وقت به بچه های کودکستانی درس میدادم و خوشحال بودم. کم کم داشتم طعم شادی را در زندگی می چشیدم. با معلم ها دوست شدم و شروع کردم به بیرون رفتن با آنها و زندگی کردن مثل یک انسان واقعی. به خانه آنها می رفتم و با هم به خرید می رفتیم. با هم وقت می و در مورد نامزد این و دوست به سر آن یکی صحبت می کردیم. مادرم به این قضیه بو برد و از را جذب کرد تا فلفور این بساط را برچیند. آخر اگر برای خوشگذرانی با سایر همکاران زنم بیرون می نفتم خیلی زود عفتم را از دست می دادم. با صدای زمخت و مسر پرسید اون زنا مسلمان یا مسیحی؟ من هم در حالی که برای فاق آمدن بر سر و صدای دور و در تلفن خانه داد می زدم گفتم من چه می دونم؟ هجاب دارن؟ نه خب یه جوری پیگیر شو ببین مسلمان یا نه؟ پرسیدم آخه چطور؟ مثلا اونا, اونا هم الله میگن آره ولی بازم نمیشه مطمئن بود بعضی هاشون فکر میکنن منظور از الله همون خدای مسیحی خودشونه برای اینکه مطمئن چی یه چیزی در مورد سیدنا محمد بگو دفعه بعد که دیدیشون بگو صلی علی نبی اصلا به چه بهونه اینو بگم اصلا چرا این کارو بکنم برای مهم نیست مسلمانن یا نه برای اینکه عاشق کافرهای دیگه اگه اونا در جواب نگن علیه الصلاه و سلام یعنی مسلمان نیستن باشه اگر مسلمان نباشن اجازه نداری با اونو دوست باشی من هیچ وقت دین آنها را با کلمه ای، با کلمه رمز مسلمانان نسنجیدم و مادرم هم داشت از استقلال نویافته من به تنگ می آمد. به نظر می رسید هیچ چیز نمی توانست مانعم شود. روسری دور سرم پیچید. مرا از مدرسه بیرون کشید. مرا در کشوری غریب رها کرد. اما من همیشه به طرزی آزاردهنده راهی برای مقابله پیدا می کردم. پس تصمیم گرفت اقدامات تری را در پیش بگیرد از آنجایی که در کار... کارزار ازدواج با پسر هم به شکست انجام میده بود مادرم و خانوادهاش بر آن شدند که کارزار جدیدی را به راه بیاندازند تا مرا به عقد پسرخاله درجه دومم برسانند هجده ساله بودم تمایل به ازدواج نداشتم اما مادرم پایش را توی یک کفش کرده بود مرا در مصرها کرده بود تا بشکنم هدفش این بود که مرا رام را 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 کند اما من توانسته بودم از چنگ خواهر دوقلویش فرار کنم و حالا داشتم کار میکردم پول در میآوردم اعتماد, به نفس، اعتماد به نفس پیدا کرده بودم و قویتر و مستقلتر می شدم. همه نقشه هایش نقشه براب شده بود باید راهی پیدا میکرد که فلفور به این وضعیت خاتمه دهد این فشار فقط از جانب او نبود بلکه دیگر خاله ها و دایی ها و بچه هایشان و حتی همسایگانمان هم با او متحد شده بودند بچه های با اصرار میگفتند دیگه چی کار میخوای بکنی نمیتونی تا آخر عمر کار کنی که بالاخره باید ازدواج کنی همونطور که قبلا اشاره کردم به عنوان یک مسلمان به تو یاد میدهند که به حس درونی خود بیاعتنا باشی این نوع احساسات معمولا به شیطان نسبت داده میشود این شیطان است که در گوشت نجوا میکند و باعث میشود چنین احساسی داشته باشی بنابراین یاد میگیری تمایلات درونی خود را سرکوب و فقط کاری را انجام دهی, ب... انجام دهی که به تو گفتند. در گوشت میخوانند که دور و هایت از تو بهتر میفهمند و چندتا پیراهن بیشتر از تو پاره کردند. به هر حال قرار نیست به توانایی خود در تصمیم گیری اعتماد کنیم. هیچ وقت کسی را به تقویت این مهارت تشویق نمی کنند و فعالانه به پیش بردان آن من هم قسمت خود آنچه را که الله برایم در نظر گرفته بود پذیرفتم و گذاشتم گردا به برنامه ریزی برای عروسی مرا در خود فرو بکشد. لباس جواهرات گل و سایر چیزها را انتخاب خواهم کرد نقشم را خوب بازی خواهم کرد و تمام کارهایی را که در واقع مرا به آن مجبور کرده بودند انجام خواهم داد من هیچ تمایلی یا هیچ علاقه یا تمایلی به این کارها نداشتم اما هیچ تقلایی نکردم چاره این نبود این چیزی بود که از من انتظار می نفت و همه را هم راضی میکرد طبیعتا کارم را نیز رها کردم یک روز تلفنی از مادرم خواستم بلیتی برایم بفرستد و اجازه دهد برای آخرین بار با کانادا خداحافظی کنم جواب داد هه، آره حتما تا بتونی بیای اینجا و دیگه بر نگردی آره فکر کردی من خرم تو فقط دنبال یه راهی که از زیر اون ازدواج در بری حتی فکرش هم به سرم نزده بود اما به نظر آمد نقشه بینظیری باشد دیگر در مورد برگشتن حرفی نخواهم زد فقط با شوق و زوق درباره نام زدم و برنامه های عروسی صحبت خواهم کرد او هم متقاعد شده بود که دارم راست میگویم چون جلوی دیگران هیچ چیزی از علاقم به رفتن به خانه بروز نداده بودم وقتی نامزدم از من خواست که آپارتمانی را با او انتخاب کنم دیدم کار دارد به جای باریک میکشد قصد داشت برای خانه خانهای بیانه بپردازد که برای یک مرد مجرد, مرد مجرد زیادی بزرگ بود نگران شدم اگر نقشه هم عملی شود و به خانه برگردم این خانه بزرگ روی دستش میماند گفتم بهتر است آپارتمان را به سلیقه خودش انتخاب کند چون معلوم نیست کار ما به کجا بکشد ما که نمیدانیم خواست علاق چیست آن وقت اگر با کس دیگری نامزد کند و او از سلیقه من خوشش نیاید چه نمی توانستم بگویم که امیدوارم از مصر بروم و هیچ وقت هم پشت سرم را نگاه نکنم به خودم گفتم که داشتن یک آپارتمان بزرگ و خوب هیچ ایرادی ندارد خیلی خطرناک بود اگر حقیقت را به او میگفتم. مراسم نامزدی و جشن و همه چیز را پشت سر گذاشتیم حلقه ای از گلهای مصنوعی روی سرم پوشیده بود و احساس حماقت میکردم و قیافم نیز مزحک شد بود هیچ کس از نقشه که کشیده بودم بوی نبرده بود. مطمئن نبودم نقشم عملی شود. برای همین با احتیاط پیش میرفتم که نه شرایط برای رفتن به خانه بد شود و نه برای ماندن در مصر. آخر ممکن بود نتوانم به خانه برگردم. اما نقشه من یا بهتر بگویم نقشه او جواب داد. مادرم موافقت کرد بلیتی برایم بفرستد تا به خانه بروم. موفق شده بودم مادرم را هم بازی دهم. ده همانطور که او خودش بارها و بارها مرا بازی داده بود. در واقع بار دیگر موفق شده بودم سرنوشتم را تغییر دهم تصمیمی را گرفته بودم برای تحقق آن تلاش کرده بودم و تصمیمم هم عملی شده بود اصلا شاید چنین چیزی واقعا ممکن باشد و موفقیتی که داشتم اتفاقی نبوده باشد وقتی بلیتی به دستم رسید ماجرا را به نام زدم گفتم آدم بدی نبود اما آدمی هم نبود که هیچ وقت بتوانم به او علاقمند شوم همچنین به هیچ قیمتی حاضر نبودم با فامیل ازدواج کنم این مسئله در مصر و در کل جهان اسلام کاملا پذیرفته شده است برادرم تقریبا با فامیل درجه یکش ازدواج کرد هیچ... هیچ... کس هم مشکلی در این کار نمیدید اما من یکی دلم نمیخواست بچه سه چشم به دنیا بیاورم به او گفتم میخواهم می به کانادا برگردم و لازم است که این حرف بین خودمان بماند گفتم دلم نمیخواهد فکر کند رهایش کردم شبکی که را که برایم گرفته بود به او پس دادم شبکه سری جواهری است که داماد برای عروس میگیرد و نوعی هدیه عروسی مرسوم در مصر است اگه منو ترک کنی با هیچ زن دیگه ازدواج نمیکنم زیر لب گفتم چرا میکنی نمیدانم چرا در حالی که ما به سختی همدیگر را میشناختیم این همه قضیه را جدی و بزرگ کرده بود نه نمیکنم من تنها میمیرم و گناهش کردن توه همه عمرت گناهش رو با خودت به دوش میکشی کلی از او اسخایی کردم و او را بدرود گفتم احساس و گناه می کردم اما اجازه ندادم این مسئله مانع را هم شود. کمدانم را با شور و اشتیاق فراوان جمع کردم. دختر کوچک خاله پرسید چرا همه چیز را با خودت می بری؟ همش یه ماه می بری؟ نه دیگه این برای آفتابیم نمیشه چی؟ واقعا؟ چرا؟ کی, دو... کی, دوباره می تونم ببینمت؟ مم... شاید ده یا چند سال دیگه برگردم اما قطعا یه ماه دیگه بر دوباره مجبور شدم یک از کشاوندانم را هم قسم دهم تا رازداری کند نمیخواستم چیزی مانع رسیدنم به فرودگاه شود آشقانه بلیتم را نوازش میکردم بارها و بارها نوشته های ریزش را خواندم آرم بریتیش ایرویز را از حفظ شدم جزئیات برنامه سفر را دوباره و چند باره خواندم تا زمان پرواز لحظه شماری می‌کردم. خانه وقتی بالاخره سوار هواپیما شدم داشتم در آسمان سیر می‌کردم. قصد داشتم به مادرم همان حرفی را بزنم که به خواهر دوقلوی بدزات مثل خودش زده بودم مگه اینکه خودت منو بلند کنی و بذاری توی هواپیمایی که من به مصر برمیگرده وگرنه من از جامم تکونم نمیخورم وقتی که به کانادا رسیدم میروم و وام دانشجویی میگیرم به کالج میروم و بعد میشوم یک مربی کودکستان واقعی آیندهای روشن در انتظارم بود و هرگز ممکن نبود اجازه دهم ده کسی مانع راهم شود وقتی هواپیما فرود آمد در میان جمعیت دنبال مادرم گشتم نگاه هم به او افتاد و دیدم شوهر جلیاش را هم برای استقبال از من به فرودگاه آورده است میخواستم بالا بیاورم وقتی به آپارتمانش رسیدیم متوجه شدم که غذای خوش آمدم ماهی سالمون است ماهی را با چشمهایش درسته در فر پخته بود چندشاور بود میدانست که من اصلا ماهی دوست ندارم اما این غذای مورد علاقه شوهر تقلبیش بود احتمالا بازگشت مرا بهانه کرده بود تا او را از, سن... از زنش جدا کند و تلاش داشت نظرش را جلب کند نمیدانم آن مردک مردک معذب تر بود یا من اما مطمئنا احساس ما نزدیک بود با زوقی عجیب به او گفت به او حقیقت را گفتم گفتم تصمیم ندارم به میس برگردم قصد نداشتم تا حوالی زمان برگشت ماجرا را به او بگویم اما از اینکه آن مردک را, د... را که چنین شرورانه به من تجاوز کرده بود با خود به فرودگاه و بعد هم به آپارتمانش آورده بود چنان کفری شده بودم که دلم میخواست پیروزیام را هرچه سریتر در صورتش توف کنم اول بو زده شد اما عروسید جواهراتت آپارتمان عملا داشت جیغ میکشید راست در چشمش نگاه کردم و گفتم گور بابای همشون. بلا فاصله خط عوض کرد با لحنی تلخ و نفرتآلود گفت میدونستم میدونستم تو یه بچه شرور و عوضی هستی میدونستم این نقشت بود آقت میکنم بدون رضایت من محال بری بهشت حلالت نمیکنم که تا ابد توی آتیش جهنم بسوزی همیشه ازت متنفر بودم خونه من جای تو نیست برو گمش از این خونه کسکش عوضی گفتم خب فکر کردی من خیلی دلم میخواد اینجا باشم بدبختی جای دیگه ای ندارم که برم از کینه و نفرتش خسته شده بودم طوری جوابش داد میدادم که هیچ وقت به عمرش ندیده بود در مصر دختر کسی نبودم و هیچکس نمیگفت چیکار باید بکنم در یک سال گذشته هیچکس سرم داد نزده و من توهین نکرده بود هیچکس تحقیرم نکرده بود تعم برخورد انسانی را چشیده بودم و نمیخواستم بگذارم کسی آن را از من بگیرد اما در آنجا گیر افتاده بودم و مجبور بودم در, خان... در خانه مادرم زندگی کنم دست کم به صورت موقتی اگرچه مادرم در هر قدم از مسیر با من مبارزه میکرد اما موفق شدم وام دانشجویی بگیرم و به کالج محلی بروم بیش از دو سالی از زمانی که کانادا را ترک کرده بودم میگذشت و همه دوستان دبیرستانی هم راه خود،, راه خود را در پیش گرفته و پراکنده شده بودند در کالج دوستان جدیدی پیدا کردم و حتی در فروشگاه دالرستور که در مرکز, مرکز خرید آن سمت خیابان واقع شده بود شروع به کار کردم اوضا داشت کاملا خوب پیش میرفت برنامه دراز مدتی نداشتم فقط روزهایم را یکی پس از دیگری پشت سر میگذاشتم سعی میکردم های مداوم مادرم را که میگفت ماهی خفت او هستم در ذهنم خفه کنم واسه چی میخوای بری کالج فکر کردی از این خونه میزنی بیرون کار پیدا میکنی و مثل جنده ها تنها برای خودت زندگی میکنی میخوام نویسنده بشم میخوای دروغگو بشی نمیدونی دروغ گفتن حرومه میخوام گفتم میخوام نویسنده بشم آره پس میخوای دروغگو بشی نویسنده های مش داستان سر هم میکنن. قصه حقیقت نه معلومه که نه پس همشون دروغ سعی میکردم تحت تاثیر حرفایش قرار نگیرم اما تلاشم بیهوده بود بالاخره رشته ام را از نوشتن خلاق و ادبیات انگلیسی تغییر دادم تا راضیش کنم بعدا وقتی تصمیم گرفتم که به جای آن انگلیسی تدریس کنم به زبان انگلیسی تغییر رشته دادم معلمی شغل قابل قبولی برای یک زن مسلمان بود روزهایم را با حضور در کلاس های درس و معاشرت با دوستان در فواصل بین کلاس ها سپری می کردم. یک روز در غذاخوری دانشگاه دختری به نام سارا کمی از زندگیش برای من تعریف کرد. خانوادهش مسلمان بود و به این خاطر همیشه در مورد معاشرت با پسرها قوانین سخت ای داشتند. به این دلیل سخت را در گیومه گذاشتم که آن قواعد در مقایسه با قواعد خانه ما اصلا سخت گیرانه به نظر نمی رسید. گفت میخواهد برگ افرا را رو روی بدنش خالکوبی کند چون قدر زندگی در کانادا را میداند همچنین به ما گفت که همیشه با پدر و مادرش یکی به دو میکند و برنامه دارد که با دوست پسرش از دستشان فرار کند پانویس نوشتن خلاق یا کریتیو رایتینگ برگ افرا به عنوان نماد جشن طبیعت و محیط زیست در پرچم کانادا به کار رفته است پایان پانویس به او قبطه خوردم کاش من هم دوست پسری داشتم که میتوانستم با او فرار کنم فرار آرزوی قلبیم بود اما از تنهایی فرار کردن حراس داشتم دوستانی که در دانشگاه پیدا کرده بودم همیشه مثل خودم بودند یکی از دختران از یک خانواده سختگیر چینی می آمد و دختر دیگر از یک خانواده سختگیر سیک و چه اشتراک همه ما اشتیاق برای رها شدن از وضعیت فعلی بود اما آنقدر می که می نمی توانستیم در این جهت قدمی برداریم هیچ یک از ما اجازه نداشت به خانه دیگری برود بنابراین فقط بین کلاس ها یا بعد از آنها با هم در مرکز خرید میچرخیدیم اما همدیگر را به فرار ترغیب نمیکردیم وقتی که پایش میرسید هیچ کدام شهامت انجامش را نداشت سعی کردم با, خان... با دوستان قدیمی هم دوباره ارتباط برقرار کنم به این امید که آنها بتوانند به من کمک کنند تا از این تنگنا رهایی پیدا کنم اما در آن روزها برقراری ارتباط مجدد با دوستان قدیمی کار سختی بود باید امید می داشتی که شماره تلفنشان عوض نشده باشد با والدینشان تماس بگیری و آدرس و شماره تلفن جدیدشان را بپرسی ناگفته پیداست به اولین کسی که زنگ زدم تیفانی بود اما پدر و مادرش گفتند که با دوست پسرش در سوئد زندگی می کند بنابراین با دیگر دوستان نزدیکم تماس گرفتم یکی با دوست دخترش به جزیره ونکوور نقل مکان کرده بود و دیگری در مونترال زندگی می هیچ کجا راه نجاتی پیدا نکردم پانویس یا آین سیک پایان پانویس یک روز با یکی از دوستان پسرهای دوران دبیرستانم ملاقات کردم نمیدانم چطور شده بود که آن, روز دل و جرأتم زیاد شده بود به او گفتم که به او علاقه دارم اما او خیلی ساده گفت که نسبت من هیچ علاقه ای ندارد البته که او از ظاهرم خوشش نمی آمد هیچ کس،, کس, دیگری هم خوشش نمی آید. دوستان خوبی برای هم بودیم اما او مایل نبود که نگاهش را از ظاهر کری هم فراتر ببرد حالا که حتی یکی از دوستان خیلی خوبم هم, نمی نمیتوانست مرا بدون تک لچکی که روی سرم بود تصور کند چه چطور ممکن بود کسی پیدا شود که بتواند من را بدون آن تکه پارچه تصور کند مرا جذاب بیابد و بخواهد با من باشد گشتن به دنبال شاهزاده آرزوها که برای رهایی از وضعیت موجود حمایتم کند هدف واقع بینانه ای نبود هیچ شاهزاده آرزوهایی ممکن نیست که به این پریشان حال علاقه من شود. نه اعتماد به نفسش را داشتم و نه جرأتش را که بخواهم به تنها فرار کردن بیاندیشم. نمی توانستم هیچ منفذی را برای خروج از این مخمسه پیدا کنم. تنها چیزی که از زمان برگشتم از مصر صبات داشت بمباران زخم زبان مستمر مادرم بود که از من میخواست بیشتر از این مایه و رویش نباشم و زودتر ازدواج کنم. دیگر تقریبا 20 سالم بود. تاریخ مصرفم گذشته بود و شرایط داشت تر از پیش میشد با این کالج رفتنت میخوای سر کیو شیره مالی آخرش که چی فایدهش چیه فکر کردی میتونی از اینجا بزنی بیرون و خرجیت رو با پیدا کردن با کار کردن در بیاری بس کن دیگه این مسخره بازی ها رو و مثل یه خانم با آبرو شوهر کن این برنامه هر روز بود عاقبت توانست مرا از پا درآورد چون هیچ چیز نبود که مرا به مسیر دیگری بکشاند تسلیم حجمه زخم زبانهای های بی پایانش شدم. درست میگوید میخواهم سر چه کسی را شیر به مالم. بالاخره هدف نهاییم چیست؟ این طورها نیست که پسرهای عادی برایم صف کشیده باشند پس بهتر است ببینم همین مردهای زمختی که مادرم زیر سر دارد چطورند با چند نفری از آنها ملاقات کردم هر کدام کریهتر و حال به همزن تر از دیگری بود پذیرش تسلیم برایم دشوار بود اما دیگر رمق مبارزه هم نداشتم حقیقت این بود که دیگر بریده بودم هنوز هم دلم میخواست مادرم دوستم داشته باشد هنوز میخواستم که به من افتخار کند و, و میخواستم برای تنوع هم که شده زندگی آرام و راحتی داشته باشم میخواستم به کشمکش های دائمی که در قلب و روح و ذهنم در جریان بود پایان دهم به میخواستم در مقابل چه چیزی بیستم هدف نهاییم چه بود تنها چیزی که واقعا بیش از هر چیزی میخواستم احساس دوست داشته شدن و مقبولیت بود به نظر می رسید، تنها راه دستیابی به آن کوتاه آمدن و پیروی از مادرم باشد. بالاخره تصمیم گرفتم بدون مقاومت به حرفهایش گوش دهم. دیگر مبارزه نکنم، دنبال سرش راه بیفتم تا ببینم به کجا می رسم. شاید به آرامش و عشقی که در در به, در به, در به دنبالش بودم دست میافتم شاید مرا رو... شاید واقعا مرا دوست بدارد. شاید عاقبت خواهرم را درک می کردم. خواهر بزرگ و نازنینم متیانه با پسر مردی که در کودکی به من تجاوز کرده بود ازدواج کرد یادم است که وحشت تمام وجودم را فرار گرفته بود و مادرم را سینجیم میکردم به تو ربطی نداره که اون با کی ازدواج میکنه به اون گفتی که به در شوهر آیندهش با من چیکار میکرد من خبر ندارم اون با تو چیکار میکرده انکارش کلام آخر بود سالها بعد سالها پس از اینکه با خواهرم با او ازدواج کرد و سه بچه از او گیرش آمده بود و او هم چندین بار به خواهرم خیانت کرده بود عاقبت هم طلاقش داده بود خواهرم مرا روی فیسبوک پیدا کرد و من سرانجام حقیقت را به او گفتم پس چطور هیچ وقت این کار رو با من نکرد جوابش این بود که انکار و وارونه نمایی نمیدانم چرا آنقدر آزرده شدم باید از قبل فکرش را میکردم احساس میکردم از طریق کامپیوتر به سراغم آمده بود و با چاقو به صورت قلبم زده بود بعد از این همه سال بالاخره جرأت پیدا کرده بودم تا حرفم را به او بزنم و او اینطور پاسخ داده بود خواهرم هرگز شخصیتی نبود که به عنوان الگو به او نگاه کنم اما نور چشمی مادرم بود من هم میخواستم این حس را تجربه کنم خواهرم هیچ وقت و سر هیچ چیز با مادرم دعوا نمیکرد همیشه به حرفهایش گوش میداد مهم, نب... مهم هم نبود چقدر حرفهایش جنون نامیز است بعد از اپیزوتومی مادرم به او گفته بود که در وان آب نمک بنشیند او هم همین کار را کرده بود یادم میآید وقتی داشت ماجرا را برایم تعریف میکرد چشمایم از تعجب گرد شده بود یعنی تو واقعا روی زخم باز نمک ریختی ریما چطور تونستی این کار بکنی مامان گفت این کارو بکنم خب باشه اما یعنی خودت نمیفهمیدی که میسوزونه چرا فکر میکردم اما گفتم مامان بهتر میدونه حتما من اشتباه فکر میکنم تو چطور میتونی همیشه اینطور کورکورانه به حرفاش گوش بدی اصلا نمی توانستم درک کنم چطور کسی که این همه با من شباهت ژنتیکی دارد ممکن است تا بدین اندازه با من فرق داشته باشد خواهرم هرگز عوض نشد با وجود اینکه نسایح مادرم او را سیاه بخت کرده بود باز هم از او پیروی میکرد. کرد وقتی داشت طلاق می گرفت مادرم متقاعدش کرد فرزندانش را به پدرشان بسپارد چون هیچ مردی حاضر نیست با زنی که سه تا بچه دارد ازدواج کند شوهرش هم بچه ها را برداشت و رفت آن سر دنیا به یک کشور مسلمان که بتواند چند همسر اختیار کند. آخرین باری که دختران خواهرم را دیدم کوچکترین بچهش چهار ساله بود و او و خواهرش از همان موقع روسری به سر داشتند. اما آن موقع هیچ یک از اینها را نمیدانستم. تنها چیزی که می دانستم این بود که خواهرم دختر محبوب و عزیز مادرم است. و من خار و اسباب زحمتم. تصمیم گرفتم برای مدتی هم که شده مثل خواهرم رفتار کنم و مطیع باشم. پانویس: اپیزوتومی، برش جراحی در ناحیه ازولانی بین واژن و مقعد برای بزرگ کردن دهانه رحم هنگام زایمان طبیعی و خروج نوزاد. پایان پانویس. بیهجو، نوشته یاسمین محمد. راوی، نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. تسلیم سه خواستگارانم را یکی پس از دیگری ملاقات می اما هر کدام را به دلیل رد می درست است که میخواستم برای راضی کردن دل مادرم ازدواج کنم اما امیدوار بودم حداقل با یک شخص شایسته ازدواج کنم باز هم برای آشنایی و حرف و گفت داشتیم با یک خواستگار دیگر ملاقات میکردیم همین که با مادرم شروع کردند به عربی صحبت کردن دیگر توجهی به آنها نکردم و داشتم در عوالم دیگری سیر میکردم. تصمیمم را گرفته بودم و نمیخواستم با کسی ازدواج کنم که نمیتواند انگلیسی صحبت کند برای همین هم اصلا از لحاظ ذهنی در آنجا حضور نداشتم باز هم یک احمق دیگر همانطور که به گلهای روی قالی خیره شده بودم و داشتم به تکالیفی که باید انجام میدادم فکر میکردم ناگهان با جهش مادرم از روی صندلی از جا پریدم خودشه تو همون کسی هستی که تمام زندگیم دنبالش میگشتم نگاهی به آن مردک انداختم دیدم او هم به اندازه من متعجب شده است نمیدانم چه گفته بود که مادرم اینطور به وجد آمده بود اما مشخص بود که از این یکی خواستگار حسابی خوشش آمده است مادرم بعدا تمام تلاش خود را کرد تا مرا به ازدواج با او راضی کند اما از او اصرار و از من انکار حالم از او هم به هم میخورد نه نمیخوام اون حتی انگلیسی هم بلد نیست. کار به جایی رسید که مادرم تهدید کرد مرا از خونه بیرون بیاندازد اما باز هم قبول نکردم. بنابراین تاکتیک دیگری را در پیش گرفت. همه عمرم رو به پای شما گذاشتم. خودم چیزی از این زندگی ندیدم چون که زندگی قربانی خوشبختی شما ها کردم. میتونستم همتون رو بندازم روی دست باباتون و ازدواج دوباره کنم و برم پی زندگی خودم و هیچ وقتم به, به شما فکر نکنم. همین کاری که باباتون کرد. اما در عوض مشقت سرپرستی تنهای سه بچه قد نشناس رو تنها توی کشور غریب به جون خریدم. همش هم به بخ... خاطر شماها. تنها چیزی که تو عمرم ازت خواستم این بود که همین یک کار رو به خاطر من انجام بدی. اون وقت تو همین رو هم از من دریغ میکنی؟ این احساس عذاب وجدانی که در ما ایجاد میکرد و باجگیری عاطفیش همیشه از تهدید بهتر جواب میداد. واقعا دلم میخواست مادرم رو خوشحال کنم. فکر کردم شاید راهش همین باشد شاید اگر با این پسر ازدواج کنم بالاخره محبت مادرم را جلب کنم یا حداقل از نفرتش نسبت به من کم شود داشتم نرم می شدم اما هنوز هم نمی توانستم خودم را راضی کنم که جواب مثبت بدهم مادرم گفت به خاطر من این کار را بکن من نمیتونم باش ازدواج کنم اما اگه تو با اون ازدواج کنی و من با شما زندگی کنم منم میتونم کنارش باشم حرف خیلی عجیبی بود اما هنوز یاد نگرفته بودم به طور جدی مادرم را به چالش بکشم ماها بعد از این جریان به ملاقات با آن مرد ادامه داد من حتی در این ملاقات حضور نداشتم گویا مادرم داشت او را برای من ارزیابی میکرد داری وقتت رو تلف میکنی من باهاش ازدواج نمیکنم وقتم رو تلف نمیکنم من از حرف زدن باهاش لذت میبرم تو هم خیلی احمقی نمیفهمی چه مرد خوبی رو داری رد میکنی دیگه هیچ وقت مردی مثل این رو پیدا نمیکنی من عمری ازم گذشته مردا رو میشناسم تو هیچ چی نمیدونی حالا از من گفتن دیگه هیچ وقت آدمی به این خوبی گیرد نمیاد بعدش حسرت به دل میمونی چرا حرفم رو گوش نکردی این حرفا خیلی به من فشار آورد به عنوان کسی که به او یاد نداده بودند به عقیده خودش به حادت شنیدن چنین چیزی ترسناک بود مطمئن بودم مادرم بیش از من میداند و میترسیدم اشتباه میکنم اما باز هم زیر بار نرفتم فشار بیامان او اصلا فروکش نمیکرد اگر قبلا فکر می که آدم کینه توز و بدزبانی زبانی است در مقایسه با رویی که حالا داشت،, حالا داشت از خود, نشان میداد گذشتهش همچون یک شاخه گل روز ظریف می نمود. تا چند ماه بعد برای اینکه به من فشار بیاورد و مرا مجبور به ازدواج با او بکند با بیرحمی غیرقابل وصفی با من برخورد میکرد خداوند مرد هم بر این آتش میدمید به مادرم گفته بود خواب دیده است من برایش قرآن میخوانم و از دیگر آیاتی برای مادرم تعریف میکرد که نشان میداد باید به با او ازدواج کنم مادرم هم هر تکنیکی برای باجگیری عاطفی داشت به کار میگرفت هر تاکتیکی برای زورگویی در چنته داشت پیاده کرد وقتی با او صحبت میکردم جوابم را نمیداد حتی شامش رو بیرون میخورد و از خرید مواد غذایی برای خانه امتنا میورزید کلا به من محل نمیگذاشت مگر اوقاتی که میخواست به خاطر اینکه او را از خود ناامید کرده بودم و قلبش را شکسته بودم سرم داد بکشد و یا به رویم توفی اندازد اسلام به ما میآموزد که بهش زیر پای مادران است اگر مادرت از تو راضی نباشد به بهش نمیروی این جمله بر کل زندگیم حاکم بود از فکر اینکه او وقت رفتن به بهشت را از من بگیرد و مرا به عذاب ابدی محکوم کند تنم میلرزید او این قدرت را داشت از نگاه من او تجسم جسمانی الله بود. آن رابطه مرکب از عشق و ترسی را که باید با خدا می داشتم با مادرم داشتم. آخرت من در دستان او بود. بهت قول میدم تا ابد تو جهنم بسوزی. اگه باش ازدواج نکنی، هیچ وقت رضایت نمیدم پاد به بهشت برسه. هیچ وقت رنگ بهشت رو هم نمیبینی. دیگه اسم تم نمی نمیخوام بیارم. حتی حق نداری سر خاکم بیای. به همه میگم که تو اصلا دیگه دختر من نیستی. این ترفند اصلی و برگ برندهاش بود. هیچ وقت رنگ بهشت رو هم نمی بینیم. تا ابد تو آتش جهنم می سوزیم. چطور می شود در مقابل چنین فشاری مقاومت کرد؟ مادرم پارادوکس عجیبی است. آن وقتها او را شاهزاده خانم ستم دیده می نامیدم. او می توانست در عین تفوق خود را قربانی جا بزند. مدت ها طول کشید تا بتوانم وجود این دوگانگی را در او تشخیص دهم. اکنون می دانم این ذهنیت خاص او نیست مسلمانان زیادی را میبینم که بدون اینکه خودشان دچار تعارض شوند چنین روی کردی را در پیش میگیرند در اخبار مسلمانان را میبینید که به خاطر یک نوشابه رژیمی یا دست دادن یا حق پوشاندن صورتشان در مراسم اهدای شهروندی کفری میشوند و جنجال به پا میکنند مطالبه از کشوری که حتی تابعیت آن را هم نداری نهایت گستاخی و تکبر است با این حال به طرز غیر قابل توجیهی همه این موارد به عنوان نمونه های از قربانی واقع شدن در اخبار گزارش می شود. چطور چنین چیزی ممکن است؟ چطور می تواند هم تظاهر به قربانی بودن کرد و هم دعایه تفوق و شجاعت داشت که منطقاً با ادعای قربانی بودن در تناقض است؟ عجیبتر از همه این که موفق هم می شوند. چون رنگ پوستشان تیره است خود به خود به عنوان اقلیتی قربانی تلقی می شوند. آنها از این عذاب وجدان خیر منطقی سفید پوستان به نفع خود استفاده می کند. زنی در کانادا خواستار حق پوشاندن صورت در مراسم اهدای شهروندی بود. با وجود اینکه این امر خلاف قانون بود، او زنجام موفق شد قوانین ما را تغییر دهد. آن هم قبل از اینکه حتی شهروند بشود. این زن می داند که کانادا ظلمی در حقش نکرده است. می داند که دارد زور میگوید اما اگر گرفتن حق گرفتن نقش قربانی به خود ای برای رسیدن به هدف باشد، این کار را خواهد کرد. گروهی از معترضان مسلمان ساکن انگلیس به خاطر احضار زن یک تروریست شناخته شده برای بازجویی به اداره پلیس به خشم خروش آمده بودند. در بلندگوهای دستی خود فریاد میزدند انگلیس برو به جهنم، پلیس انگلیس برو به جهنم. این گروه پرچمهای سیاهی را تکان میدادند و تابلوهایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود جواب جاری کردن قانون شریعت است. و پلیس انگلیس تروریست و افرادگرا است یک زن که نقاب بر صورت داشت بعد از اینکه زنی را به خاطر لخت در خیابان راه رفتن ملامت کرده بود در حالی که آن زن لخت بود و لباسی از بالا تا پایین پوشیده به تن داشت به او گفته بود میخوای کی رو اغوا کنی و برو خونتون لباس بپوش سخن خود را با این کلام به پایان رسنده بود که این تظاهرات پیامی برای پایان دادن به سرکوب است باید به چنین گویی خندید ولی حیف که چنین غمانگیز است. پانویس وایت گیلت گناه سفید یا عذاب وجدان سفید بوستان احساس گناهی است که برخی سفید بوستان به خاطر صدمات ناشی از رفتار نجات پرستانه با اقلیت‌های های نجادی یا قومی احساس می پایان پانویس نمیدانم آنها همگی دانش آموخته کدام دانشگاه شستشوی مغزی هستند که به همهشان شیوه واحدی را یاد دادند. این روزها نسخه های شبیه سازی شده این مادرم را در اخبار فراوان می کریستوفر هیچنز این منش را چنین وصف کرده بود. سگانه ای زننده از خود بیزاری، حق به جانب انگاشتن خود و تره جویی. گویی زیر دست مسلمانان بزرگ شده بود وگرنه چطور ممکن بود اینقدر دقیق به هدف بزند. من امتیاز بیشتری نسبت به او داشتم. چون کسی مرا بزرگ کرده بود که نه تنها به خاطر عربی زبان بودن خود را برتر میدانست الله قرآن را به زبان عربی نازل کرد چون که اعراب را بیش از همه دوست داشت. الله در قرآن میگوید که پیامبرش را از میان بهترین مردم یعنی اعراب برگزید. نماز را هم فقط به زبان عربی و رو به عربستان میتوان خواند دو قصد و علاHazard. بلکه مصری تبار هم بود. مصری ها به خودشان و کشورشان میبالند چون نیاکان خود و کشورشان را مادر دنیا تلقی می کنند. مادرم چنان به توهم خود خدا مبتلا بود که دست خود محمد را هم از پشت بسته بود. با نویس کریستوفر اری کیچنز نویسنده منتقد و روزنامه نگار انگلیسی آمریکایی و از پیشتازان مکتب ضد خدایی و خداناباوری مد... نوین. Horrible Trio of Self-Hatred, Self-Righteousness and self -pity. سگانه زننده از خود بیزاری، حق به جانب انگاشتن، و ترحم جویی. توهم خود خداپنداری یا گاد کامپلکس پایان پانویس فشارهای مداوم او در بین این دو جمله در نوسان بود وای بر من تو نمیخوای منو خوشحال ببینی و امیدوارم از زندگی در جهنم لذت ببری چون هیچ وقت رنگ سعادت رو نمیبینی ناگزیر از این سرکوفت های پی در پی به سطوح آمده بودم این عکس اک... این عکس چیزی بود که میخواستم من خواهان آرامش بودم عشق و رضایت او را خواهان بودم فکر میکردم عاقبت دست بر میدارد اما هرگز چنین نشد و این امر زیستن در آن خانه مسموم رو برایم غیر قابل تحمل کرده بود فقط میخواستم از انزجارش نسبت به من دست بردارد با اشک به او گفتم تسلیم میشوم اشک من چیزی از شادیش کم نکرد خیلی وقت بود که دیگر امیدی به حمایت مادرم نداشتم اما این حزیز دیگر بی سابقه بود مادرم برای خوشنودی خودش تعمدن مرا در موقعیتی قرار داده بود که از آن وحشت داشتم مرا در آغوش گرفت و گفت بالاخره باعث افتخارش شدم و چقدر از اینکه تصمیم درستی گرفتم خوشحال است داشتم بالا می آوردم به قدری مغموم بودم که او حتی نمی توانست را از پس آن ببیند که البته اهمیتی هم برایش نداشت تنها چیزی که به چشمش می آمد برآورده شدن نیاز خودش بود در عوض شاید سرانجام بفهمم عشق والد چه حسی دارد تقریبا بلافاصله مراسم کتاب الکتاب برگزار شد طی این مراسم یک, تا... یک توافق الزام بین خانواده های عروس و داماد بسته می شود که به موجب آن خانواده داماد مبلغی خاص را به عنوان مهریه به عروس هدیه می کند مهریه من یک جلد قرآن بود به من اطمینان دادند که این ارزشمندترین هدیه است که او می توانست به من بدهد او و مادرم هیچ کدام به روی خودشان نیاوردند که آن جلد قرآن یکی از میلیون ها نسخه ای بود که عربستان سعودی چاپ و به رایگان در سراسر سر جهان توضیح کرده بود. اسام با مادرم توافق کرده بود تا زمانی که طبق قانون کانادا رسما ازدواج نکرده ایم زفاف انجام نشود. بعد از کتاب کتاب به هم محرم شده بودیم و می با هم تنها در یک اتاق باشیم. او مرتب برای آموزش انگلیسی می آمد و سعی می کرد راضی کند تا با دست یا دهان ارزایش کنم اما درخواستایش راه به جایی نمی برد. من اصلا بلد نبودم که چطور خواستهایش را برآورده کنم من قبل از او هرگز حتی مردی را نبوسیده بودم در این دوره ی آشنایی او چندان آدم وحشتناکی نبود حتی روز تولدم به من زنگ زد تا تبریک بگوید کار سرکشانهای تلقی میشد چون تولد گرفتن حرام بود و نباید آن را به رسمیت میشناخت اغلب تعجب میکنم چرا در آن مدت تا آن حد خیشتندار بود آیا از شکستن قولی که به مادرم داده بود حراس داشت آیا میترسید مادرم ازدواج را به هم بزند ازدواج با من برای او بلیت برد بود و راهش را برای گرفتن تابعیت هموار میکرد البته وقتی ازدواج من رسمی شد هیچ کدام از اینها دیگر اهمیت نداشت به زور مرا تصاحب میکرد چون طبق قوانین اسلام این حق را داشت پانویس کتب الکتاب مراسم نکاح یا سنت ازدواج اعراب پایان پانویس مراسم اسلامی یک عروسی عجیب و احمقانه بود همه زنها طبقه بالا جمع شده بودند و مردها طبقه پایین من حتی موجودی را که داشتم با او ازدواج میکردم نمیدیدم با لباسی از سر تا سیاه در اتاق نشیمن نشسته بودم عاقد سوالاتی را که مطابق قواعد باید میپرسید مطرح کرد رعایت من لازم نبود مطابق قوانین اسلام سکوت نشانه رضایت است و در عوض و در عرض چند دقیقه من زن او یا دقیقتر بگویم مایملک او شدم چیزی که کاملا در خور و بجا بود این بود که چند ماه بعد در اتاق خواب شوهر جعلیش جایی که در کودکی به زور شنیدترین شرایط را تجربه کرده بودم در بزرگسالی نیز همان شرایط را تجربه کردم مراسم ازدواجم آنجا نشسته بودم و چند زن ناشناس موها و صورتم را آرایش میکردند مدام گریه میکردم و کارشان خراب میشد اما آنها دوباره آن را روتوش می کردند. هیچ از آن افریته بیاتفه به نظرشان نمی آمد که این دختر جوان دارد یک ریز گریه می کند. هیچ کدام حتی به فکر نیفتاد از مادرم بپرسد چه کاری داری می کنی؟ احتمالا به این دلیل که همه آنها در چشم به همزدنی حاضر بودند همین بلا را سر دختران خودشان نیز بیاورند. غذا صرف شد اما خبری از موسیقی نبود. آخر موسیقی حرام است. عکس هم نگرفتند چون احمقی که داشتم به او ازدواج میکردم معتقد بود عکس هم حرام است هر چیزی که چهره داشته باشد حرام است حتی عروسک دیگر نمیتوانستم جلوی اشکایم را بگیرم باید خودم را خالی میکردم باید این فشار را خالی میکردم وگرنه دوباره یک حمله حراسی تمام ایار به سراغم میآمد و باید به هر قیمتی بود از آن جلوگیری میکردم این حملات شدیدا دردناک و وحشتناک هستند با اینکه میدانستم مادرم را به خاطر اینکه دارم مایه شرمساریش میشوم عصبانی خواهم کرد جلوی اشکهایم را نگرفتم گذاشتم همه اشکهایی که قبلا مانع سرازیر شدنشان شده بودم این بار سرازیر شود مهمانان به من پشت کردند به گمانم وقتی دیدند آنجا نشستم و دارم گریه میکنم معذب و ناراحت شدند و به همین خاطر مرا نادیده گرفتند و به پر کردن بشخوابهایشان پرداختند آنجا نشسته بودم و به صحنه سورعالی که جلوی چشمانم در جریان بود زل زده بودم داشتم سعی می کردم با تلقین جلوی از هوش رفتنم را بگیرم. سالها بعد که اینترنت باب شد با تصاویر بیشماری از عروس های مسلمان مواجه شدم که در عروسی گریه می کردند. با اینکه آن روز شدیدا احساس تنهایی می کردم اما حال می دانم که من تنها نبودم. داشتم با میلیون ها دختر قبل و میلیون ها دختر پس از خود می که مجبور به ازدواجی شده بودند که خودشان به آن مایل نبودند. این اشک ها مانند آن چیزی که معمولا در عروسی های غربی میبینیم اشک شوق نیست بلکه اشک ناشی از حزن خیانت دیدن و ناامیدی است این ازدواج با ازدواج اجباری در مصر که از آن گریخته بودم فرق داشت اسام آدم با عطوفتی نبود او شوم و تهدیدآمیز بود هیچ وقت در کنارش احساس خوبی نداشتم فقط میخواستم تا آنجا که ممکن است از او دور باشم به من گفته بودند او پنج سال از من بزرگتر است اما سالها بعد از صفحه ویکیپدیاش فهمیدم که در واقع چهارده سال از من بزرگتر بوده است باز هم دروغ دیگری که مادرم به من گفته بود سعی می کردم دلایل خوشبینانه پیدا کنم که به کمکشان بتوانم تقدیرم را بپذیرم به خودم یادآوری می کردم که زنان متعلقه در کشورهای اسلامی از آزادیهایی به مراتب بیشتری برخوردارند وقتی زنی باکره نباشد دیگر هیچکس به او اهمیت نمیدهد او کالای مصرف شده است بنابراین با خود فکر کردم برای به ثمر رسیدن این ازدواج تلاش خواهم کرد که مسلما این تلاش به جایی نمی رسید. اما حداقل می توانستم به مادرم ثابت کنم تلاش خود را کردم و بعد از طلاق عاقبت دست از سرم بر می داشت. با خودم گفتم شاید حتی بچه ای هم از این ازدواج نصیبم شود بچه ناز و کوچولویی که از خودم است و برایم کسی می شود که دوستش بدارم و او هم سرانجام مرا دوست بدارد بعدها فهمیدم این تفکرات و توجیحاتی که به خودم غالب کرده بودم نیز شدیدا رایج است با زنانی آشنا شدم و یا در موردشان مطلب خواندم که دقیقا همین حرفها را در شرایط کاملا مشابه به خود زده بودند نقطه اشتراکی غمانگیز با زنانی که تعدادشان کم نیست هر یک از ما شدیدا احساس تنهایی میکردیم در حالی که در حقیقت میلیونها نفر مثل ما در سراسر سر دنیا وجود داشته است سنت کتاب کتاب از زمانی آغاز شد که محمد قصد کرد با آیشه 6 ساله ازدواج کند بنا به توافق آیشه طبق قوانین اسلام به تملک او درآمد اما تا زمانی مقرر توانست به او زفاف کند یعنی تا اولین زمان قاعدگی طبق حدیث آن زمان روز سرنوشت ساز هنگامی که آیشه 9 ساله بود فرار رسید اینکه یک دختر 9 ساله قاعده شود غیر ممکن نیست اما این سن به طرز مشکوکی زود است میانگین سن شروع قاعدگی دوازده سال است. خنددار آنکه توجیهگران اسلام اصرار دارند دخترها در مناطق صحرایی زودتر به بلوغ می که به هیچ وجه درست نیست. علاوه بر اینکه محمد را به عنوان نمونه کامل یک انسان برای تمام بشریت در تمام اعصار جا زدهاند تصمیمش برای تجاوز به یک کودک باعث شد زندگی میلیون ها یا حتی میلیاردها دختر در چهارده قرن گذشته در سراسر این کره خاکی نابود شود. خشونت دو در ابتدا قرار بود هر سه ما با هم زندگی کنیم به این ترتیب مادرم می توانست به این هیولایی که ظاهرا خیلی شیفته مصاحبتش بود نزدیک باشد اما چون پیدا کردن جای مناسب برای هر سه نفرمان دشوار بود به دو آپارتمان مجزا در یک ساختمان رضایت دادیم مادرم در یکی از طبقات پایین زندگی می کرد و من و آن حیولا در طبقه هفدهم یعنی طبقه آخر اولین هفته پس از ازدواجمان یک روز آفتابی که پرده های خانه را باز گذاشته بودم آن هیولا از راه رسید مگه تو جنده ای؟ چی؟ اصلا نمیدانستم منظورش چیست میخوای تمام عالم ببینن بیهجاب داری برای خودت میچرخی؟ من کل روز از آپارتمان بیرون نرفتم پنجره چی؟ فکر کردی مردم نمیبیننت؟ فکر کردی فقط از داخل از داخل بیرون رو میشه دید؟ شعور نداری؟ مثل یک جنده احمق داری اینجا لخت واسه خودت راه میری؟ بالاخره فهمیدم مرگش چیست اینجا طبقه هفدهمه کسی نمیتونه از بیرون توی طبقه هفدهم رو ببینه نگران یکی از هلیکوپتر که ناگهان مرا زد زیاد تعجب نکردم چون در سراسر سر زندگی به کتک خوردن عادت کرده بودم حسی که داشتم بیشتر به ناامیدی شباهت داشت چیزی مثل به عالیه دوباره همون آش و همون کاسه انتظار نداشتم ازدواج با او مرا از زندگی زندگی آکنده از آزار و اذیت از نجات دهد اما اگر میشد قافلگیری خوبی می بود گفتم باشه سب کن حالا به مامانم میگم این ازدواج دیگه فاتحش خونده است چطور جرئت کردی دستتو رو هم بلند کنی همانطور که داشتم میگفتم به آپارتمان مادرم میروم و دیگر هیچ وقت پایم را آنجا نمیگذارم وسایلم را جمع کردم و در یک کیف گذاشتم آسانسور که داشت پایین میرفت از هیجان لبریز بودم بهانه خوبی بود چقدر راحت یک هفته نشده همه چیز رو نابود کرد اما مادرم با خونسردی تمام گفت خب که چی مگه نمیدونی الله کتک زدن زن رو به شوهرش حلال کرده قرآن رو بلد نیستی چه مسلمانی هستی که اینو نمیدونی اون هیچ خطایی نکرده اون دیوونه است فکر میکنه اگر بدون هجاب توی خونه باشم کسی منو از طبقه هفته می میبینه من عمران به اون خراب شده بر نمیگردم چرا بر میگردی؟ باید برگردی؟ حق نداری اینجا بمونی؟ چرا این کارو با من میکنی؟ چرا از من محافظت نمی کنی؟ در برای چی ازت محافظت کنم؟ در برای شوهرت؟ تو مال اونی میتونه هر کاری دلش خواست باهات بکنه به من ربطی نداره چه حقی داره و چه حقی نداره من محال باش زندگی کنم چند روز در آپارتمان مادرم ماندم و او سعی کرد روابط را دوباره جوش دهد اما اما چیزی برای جوش دادن وجود نداشت اسام حاضر به نبود چون عقیده داشت چیزی خارج از حدود حقوقش مرتکب نشده است مادرم کاملا طرف او را می گرفت طبق قرآن آیه 34 از سوره نسا الله به مردان دستور داده است تا همسران متکبر یا نافرمان خود را کتک بزنند ولاتی تخافون نشوزوهن فیزوهن وحجورهن فِي وزربوهن فان فَإِنْ فلا تبغو علیهن سبیلا ان الله کان علیا علیا کبیرا و زنانی که از نافرمانی آنان در حقوق همسری بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و اگر مطیع نشدند از خوابگاه آنان دوری کنید و باز اگر مطیع نشدند آنها را به زدن تنبیه کنید چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجوید که همانا خدا بزرگوار و عظیم است پایان پانویس من یکی افتاده بودم و میترسیدم چطور می توانستم با فرمان سریح الله مبارزه کنم. البته هنوز هم از بازگشت به طبقه بالا امتنا می مادرم وقتی دید قلدوری و زبان زور اثر بخش نیست تاکتیک موثر و اعلای باجگیری آتفیش را در پیش گرفت. به من می گفت خیلی خوب برو فقط یک کم دیگه با زندگی کن. اگه به این زودی از هم جدا بشین همه فکر میکنن چون باکر نبودی طلاقت داده. برام مهم نیست مردم چی فکر میکنن. ولی بر من هست من تو این جامعه آبرو دارم میخوای آبروی منو بریزی میخوای سرفکندم کنی بعد از اون همه زحمتی که برای رسیدن به این موقعیت تو جامعه کشیدم نمیدونی بعد بعضی ها متنفرن یه تعقیب توقی بخوره پشت, سر، پشت سرم صفحه بگذارن فقط چند ماه با اون سر کن تا کسی شک نکنه و باز اجبارهای مداوم مادرم مرا به سطوح آورد دوباره خواسته های او را بر نیازهای خودم ارجه دانستم و با قلبی شکسته با ها به خودم گفتم چاره ای ندارم جز اینکه دوباره برگردم و با آن حیولا زندگی کنم. از برگشتن وحشت داشتم. ممکن بود برای همیشه فرصت رفتن را از دست بدهم. میترسیدم این آخرین فرصت باشد. میترسیدم باردار شوم و مجبورم کنند به زندگی با او ادامه دهم. همه ترس هایم را به مادرم گفتم. نگران نباش مشکلی پیش نمیاد هیچکس به این سرعت باردار نمیشه همانطور که در آسانسور داشت بسته میشد زیر لب گفتم خب برای محکم کاری نمیذارم بهم نزدیک بشه نمیتونی این کارو بکنی منظور چیه حق نداری از تمکین به سرباز سر بزنی حرومه تو مال اونی اگه خودتو بهش تسلیم نکنی همه فرشته ها تا صبح لعنتت میکنن در آن آس... در آن آسانسور احساس خفگی به من دست داد انگار جهان از هوا توهی شده بود قوانین اسلام به روشنی به گونه‌ای تنظیم شده است که زن را در هر ازدواج اجباری با مرد با مردی که او را کتک میزند و به او تجاوز میکند اسیر کند مجوز همه اینها را الله صادر کرده است در تمامی جوامع مسلمان کتک خوردن زن از شوهر بسیار متداول است در واقع این امر چنان رایج است که یکی از برنامه های روزانه تلویزیونی به این موضوع اختصاص داشت که زنان چگونه می توانند با آرایش کبودی چشم خود را بپوشانند این موضوع در اکثر کشورهای اسلامی غیرقانونی نیست زیرا هیچ انسانی نمی چیزی را که خداوند مجاز دانسته است غیر مجاز اعلام کند در تلویزیون مصر مناز... مناظره برگزار می شود که زنان در آن سعی می کنند بگویند مردان حق ندارند زنان خود را کتک بزنند اما سریع با توسل به آیه 34 سوره نسا حرفشان را رد می کنند. بلا فاصله حرف آن زن از اعتبار می افتد. هیچ انسانی نمی تواند با کلام سریع الله مخالفت کند. برخی سعی می کنند بگویند الله منظورش این بوده است که زنان را باید به آرامی کتک زد. اما در این آیه اثری از عبارت به آرامی وجود ندارد. به علاوه مفهوم به آرامی به طرز برداشت شخص بستگی دارد و کلام آخر اینکه نه. هیچ کس حق ندارد زنش را کتک بزند. اما این استدلال در جامعه ای که از پیش عکس آن را پذیرفته است هیچ اعتبار و جایگاهی ندارد. در پاکستان و ایران زنان به دلیل تخلفاتی مانند پوشیدن لباس های بیش از حد غربی، بیهجابی یا کوتاه کردن مو علاوه بر کتک خوردن قربانی اسید پاشی هم می شوند. زنان حتی از آزادی ابتدایی حق انتخاب پوشش برخوردار نیستند. از هیچ گونه اختیار و حق انتخابی برای خود بهرهمند نیستند. همه ای اینها از فرهنگ ناموس و آبرو ناشی می شود. فرهنگی که اعمال چنین کنترلی را بر زنان روا می دارد. عمده این تلاش ها برای این است که زنان را به نحوی تحت کنترل قرار دهند که تا قبل از سپرده شدن به دست شوهر بکارتشان را از دست ندهند. پس از 20 سال وحشت گناهالود نسبت به افکار ناپاش، 20 سال نگه داشتن خودم برای شوهرم، 20 سال انباشت تدریجی هیجانات نقطه اوج ماجرا پستن قهقرای ممکن بود اولین بوسه من هیچ شباهتی به لحظات زیبا و با شکوه کارتون های دیزنی نداشت اولین بوسه هم تحمیلی ترسناک و چندشاور بود من این مرد را دوست نداشتم نمیخواستم مرا لمس کند اما دینم تکلیف را مشخص کرده بود حق مقاومت نداشتم زن حق ندارد درخواست شوهرش را رد کند حتی اگر سوار بر شطور باشد از این قسمتی که برایم تعیین شده بود غمگین و معیوس بودم آرزو میکردم کاش آن روز دوست دبیرستانیم را در ماشین بوسیده بودم اینطور حداقل قبل از مرگم یک بوسه دلچسب را تجربه کرده بودم اما به داشتن چیزهای خوب عادت نداشتم الله معمولا کارهای بدی را نصیبم میکرد و من به آن عادت کرده بودم شکایتی نکردم دندان روی جگر گذاشتم این فداکاری مرا به بهشت نزدیکتر و از جهنم دورتر میکرد بعد آنچه نمیخواستم اتفاق افتاد باردار شدم گیر افتادم اما در تسلیم شدن و پذیرفتن تقدیر تقدیر استاد شده بودم بنابراین فکرم را روی این متمرکز کردم که چقدر فوقالعاده است که یک بچه کوچک داشته باشم که او را دوست بدارم و او نیز مرا دوست بدارد دوست داشتم بچه هم دختر شود میدانستم بالاخره روزی مادری تک سرپرست خواهم شد و کنار آمدن با یک دختر برایم ساده تر خواهد بود دختران را بهتر می شناختم. دختر کوچولوی نازم می توانیم بهترین دوستان همدیگر باشیم. سه نفری به خانه ای در شهر نقل مکان کردیم و مادرم نیز با ما هم خانه شد. به محض رسیدن آن حیولا همه پنجره خانه را با کاغذ قصابی پوشاند تا مبادا نور خورشید به داخل بتابد و کسی اتفاقی مرا ببیند. بعد هم روی آن پنجره پوشیده از کاغذ پرده کشید. آخر کار آخر کار از محکم کاری عیب نمی کند. دیگر هیچ وقت خانه را ترک نمی کردم مگر برای ملاقات های پزشکی پیش از زایمان. آن ملاقات ها تنها فرصت من برای استنشاق هوای تازه بود. البته اگر از پشت آن پارچه که صورتم را پوشانده بود چیزی به من میماسید. ماه یک بار یک مشت لباس را که تقریبا تمامشان از عربستان آمده بود به تن می کردم. جوراب های سیاه زخیم، چادر عربی سیاه، روسری سیاه و نقاب سیاه. نقابم در واقع یک تکه پارچه مربع، مربعی شکل سیاه بود که دو داشت. یکی همه صورت به جز چشمها را می پوشند و دیگری نازکتر بود که روی آن قرار می گرفت و چشمها را نیز می آخرین جزء این لباس ها دستکش های سیاه بود. بعد از اینکه ساند به ساند بدنم را با سیاه می آماده ترک خانه بلای ملاقات با دکتر بودم که او هم زن بود. البته آن هم با, همراه... با همراهی یک سرپرست مرد. و بدی هست که پزشکم باید زن می بود. صحبت با مردها حرام بود مگر اینکه کاملا ضروری باشد. مثلا اگه یه مرد داره میفته توی چاه میتونی بگی مواظب باش اون هم نبا صدای بلند این جمله ترجمه کلمه به کلمه یکی از حرفای مادرم از زبان عربی است من از بیرون رفتن از خانه وحشت داشتم در خانه می برای ارتباط با جهان شوی اپرا تماشا کنم اگرچه این ارتباط یک طرفه بود اما برای من حس یک تعامل را داشت من با اوپرا و مهمانانش ارتباط برقرار می کردم. برنامهش الهام بخش بود و احساس می بخشی از جهان هستم. چیزهای مختلفی از آنها از همه آنها یاد می گرفتم. اما در دنیای واقعی وقتی در گرمای تابستان از سر تا پا در جامعه سیاه محصور بودم احساس می کردم ارتباطم با کل دنیا قطع است. قبلا فکر می حجاب هجاب مانع سختی است اما نقاب کلا دستان را از پشت بسته بود. پانویس در اینجا ترجمه از انگلیسی است. جمله مثلا اگه یه مرد داره میافته توی چاه میتونی بهش بگی مواظب باش اون هم نبا صدای بلند منظور این جمله است شوی اپرا یک برنامه تل... گفتگوی تلویزیونی بود که اپرا وینفری آن را تولید و اجرا می کند. پایان پانه نیست. اگر هجاب می گفت با احتیاط نزدیک شوید نقابی که کل صورت را پوشیده است می گوید فورت فورا از سر راه هم گم شو برو کنار. وقتی نقاب به صورت داری احساس می کنید در یک مخزن محرومیت حسی حسی متحرک قرار داری. نقاب مانع حواس بینایی شنوایی لامسه و بویایی می شود. احساس می کردم دارم آرام آرام از درون می میرم. آهسته رو به زوال می روم. هم از لحاظ جسمی در مزیقه بودم و هم از لحاظ عاطفی. اجازه نداشتم هیچ دوستی داشته باشم چون هیچ کس با معیارهای مذهبی او جور نبود. حتی دیگر نمیدانستم که چه کسی هستم. البته اگر اصلا کسی به حساب می آمدم. تنها اعمالی که از من سر میزد پیامد مستقیم اعمال او بود. جرأت نفس کشیدن نداشتم مگر اینکه او مشخص میکرد در کدام جهت باید نفسم را بیرون دهم پنداری مجبور بودم روی پوست تخمر راه بروم بدون اینکه ذره‌ای به, به آنها خدشه وارد شود اما درستن, است... آن است که بگویم انگار ترسان و لرزان روی پوست تخمر ایستاده بودم و منتظر بودم به من بگویند به کدام جهت باید حرکت کنم او نمود کامل سوء رفتار بود بعدها فهمیدم که او از هر چرخه معیوبی که در متن روانم ثبت شده بود نکته به نکته مو به مو آگاه بود و از آنها سوء استفاده می کرد چنان که گویی در دانشگاه درسش را خوانده بود. پانویس Sensory Deprivation چمبر یک محفظه تاریک ضد نور و ضد صداست که تا دمایی معادل درجه حرارت پوست گرم می شود و شخص داخل آن در آب شناور می گردد. به این ترتیب تمام حواس بیکار شده و احساس می کنند ادعا می شود این مخزن کاربرد درمانی دارد پایان پانویس گاهی اوقات کاری میکرد که حس کنم آدم خاصی هستم و جایگاه ویژه‌ای دارم هرچند که دفعات رخ دادش نادر بود این کار خصوصا در اوایل رابطه ما نقش کلیدی داشت و به او کمک میکرد مرا به چنگ بیاندازد یک روز صبح با ناله و مویه گفت دلم نمیخواد برم سر کار نمیخوام از تو دور شم کاش میتونستم کوچولوت کنم و بذارم تو جیبم تا تمام روز همراه هم باشی. همینطور که به جیب روی سینش اشاره میکرد گفت توی این جیب واسه اینکه نزدیک قلبم باشی. این ملاتفت های کوچک و جست گریخته خیلی کم از دوره های بینشان بود. اما من به امید تکرار دوبارهشان روزها را از پس یکدیگر میگذراندم به امید دفعه بعد که با مهربانی و با ملاحظه با من تا کند یا حداقل خشونت به خرج ندهد برای تکمیل این چرخه معیوب و برای اینکه مرا به کل تحت سلطه تلسم بدرفتاریش درآورد از شرطی سازی کلاسیک استفاده میکرد مشتی که حواله صورتم میشد نقش, زن... نقش زنگ شام پاولوف را داشت قبلها فکر میکردم همه چیز حرام است اما نمیدانستم دامنه چیزهای حرام تا چه حد ظرفیت گسترش دارد کلاسیکال کاندیشنینگ اصطلاح شرطی سازی کلاسیک را نخستین بار ایوان پاولوف فیزیولوژیست روسی ارائه داد. مشاهده ابتدایی که پاولوف را به سمت این نظریه سوق داد این بود که بزاق دهان سگها صرفا با دیدن کسی که قبلا چند بار با آنها غذا داده است ترشح می شود. بر اساس آزمایش پاولوف هرگاه یک محرک بی اثر مثلا صدای زنگ به همراه یک محرک طبیعی مثلا غذا به جانور عرضه شود پس از مدتی محرک بی اثر به محرک بی اثر به تنهایی سبب بروز پاسخ مثلا ترشوه بزرگ در جانور می شود. پایان پانویز یک بار در دفتر تلفن دنبال چیزی می گشتم و ناخداگاه به آواز خواندم A, B, C, D, E, F, G, H, I نرزد چه غلطی داری می کنی و با پشت دست به دهانم کوبید. این یکی دیگر از آن مواردی بود که گیج شده بودم و علت را نمیفهمیدم مگر چیکار کرده بودم این بار دیگر چه خطایی از من سر زده بود واسه چی تو خونه آواز میخونی میخوای شیطون رو بگشونی اینجا این دفتر این دفترچه به ترتیب حروف الف باست فقط داشتم این بحانه های بیخودت به درد خودت میخوره تا قبل از آن فکر میکردم آواز خواندن اشکالی ندارد و فقط موسیقی است که حرام است اما زهی خیال باطل معلوم شد خواندن حروف الف با هم وقتی داری به ترتیب حروف دنبال چیزی میگردی میتواند باعث احضار شیطان شود همانطور که شکمم هم بزرگ می شد ضرب و شتم های مداوم او نیز بیشتر می شد. آنقدر از او می ترسیدم که تا جایی ممکن از او دوری می کردم. حتی وقتی در دستشویی بود در دستشویی را نمی زدم چون نمی خواستم با او تعاملی داشته باشم. اصلا نمی دانستم که کجای زمین مینگذاری شده است. نمی دانستم چه چیز ماشه مشت و لگت ها را می چکند در بدترین شرایط همانطور که او در دستشویی وقت کشی می کرد و شکم باردارم روی مسانه فشار می آورد حوله ای را از سبت های رخت ها بیرون می کشیدم و روی آن می نشستم و خودم را راحت می کردم. ترجیح می دادم خودم را خیس کنم تا اینکه بخواهم با او حرف بزنم. گرچه هرگز نمیفهمیدم چه چیزی ممکن است او را از کوره به در ببرد. اما بیشتر کتک هایی که میخوردم به خاطر غذا بود. آن سالها آنقدر من را نسبت به غذا دچار استراب کرد که تا بیش از ده سال بعد از آن و در حالی که با مردی که دوستش داشتم ازدواج کرده بودم همچنان نمیتوانستم برایش غذا درست کنم. آن سالها چنان از آشپزی متنفر شدم که حتی از فکر تهیه غذا برای دیگران احساس ترس و وحشت می کردم. بالاخره توانستم بر استراب آشپزی به طور کلی فائق آیم. اما همچنان نمی توانم غذای عربی درست کنم. آن روز روزهایم فقط به درست کردن غذا با دقت و وسواس فراوان می همین کار تمام روزم را می گرفت. برایم کتاب آشپزی میخرید و روی عکس غذاهایی که دوست داشت کاغذ چسبان میگذاشت و من مجبور بودم آن غذاها را درست کنم البته, البته غذاهایی که درست میکردم هیچ وقت آنطور که او توقع داشت مثل عکسها در نمیآمد بنابراین واکنش معمولش این بود که بشخاب غذا را به سمتم پرتاب کند روزهایی هم که غذایم را میخورد دستورات کاملی برای بهتر کردن کیفیت آن در دفعات بعد میداد خواستههایش خیلی معین و خطکشی شده بود وسواس داشت از غذاهایی که در دیزی پخته میشد یا هر چیزی که آبگوشت داشت بدش میآمد فقط غذاهای لغمه یا پیش غذا دوست داشت و البته این بدان معنا بود که تهیه چیزهایی که سفارش میداد خسته کننده بود چون باید تک تک تهیه میشد یک بار وقتی من با یکی از دوستانم تلفنی صحبت میکردم دوستم از من پرسید چرا اینقدر صدایم محزون است به خاطر شامی که درست کردم عصبانیه چی درست کردی مرغ سخاری برنج و سالاد دوستم گفت اینکه عالیه چون دوستم دانشجو بود معمولاً غذاهای آماده و بسته بندی شده میخورد. حق با دوستم است باید از خدایش هم باشد اینطور غذایی را آماده جلویش میگذارم مردک جاکش سعی کردم از جنبه اسلامی با او صحبت کنم گفتم باید به, چیز... به خاطر چیزهایی که دارد به خاطر غذایی که برایش درست کردم گذار باشد اما در نهایت به قیمت کبود شدن صورتم تمام شد چون حرفهایم را تحقیرآمیز تلقی کرد گفت اون را متهم کردم که ایمانش سست است و مسلمان بدی است از مادرم تابلوی بزرگی را که در آپارتمانش داشت و روی آن نوشته شده بود الحمدلله گرفتم آن را روی دیوار درست روبروی جایی که می نشست و غذا میخورد نصب کردم حالا که نمیتوانم در این مورد به او صحبت کنم پیامم را به صورت زیرپوستی به او حالی میکنم همچنین سعی کردم او را با غذاهای خاص کانادایی آشنا کنم امیدوار بودم که به خاطر تازگیشان از آنها خوشش بیاید و البته تهیه آنها میلیونها بار از غذاهای خاور میانی ساده تر بود هیچ وقت از غذاهای کانادایی خوشش نی... نیامد اما هر از گاهی یکی دو وعده غذای کانادایی هم در وعده های من یک شب که داشتم یک غذای اعیانی و قدیمی کانادایی به نام سوپ نودل و مرغ درست میکردم فهمیدم که به زودی از راه می رسد. اما من هنوز, هنوز کارهایم مانده بود داشتم گوشت مرغ آبپز را از استخوان و غضروف و پوست و دیگر اجزایش جدا میکردم باید به بدق... باید دقت میکردم چیزی غیر از گوشت خالص مرغ وارد سوپ اون نشود حتی آن قسمت هایی از مرغ که تیره تر... از بقیه بود او را عصبانی میکرد میترسیدم عجله کنم اما همچنان تمیز کردن خانه دوش گرفتن و لباس پوشیدن را در پیش داشتم با ترس از مادرم کمک خواستم تو رو خدا مواظب باش فقط تکه های خالص گوشت رو سوا کن خودم سینه رو خورد کردم پس اگر نتونستی گوشت زیادی اضافه کنی اشکالی نداره اخلاقش رو که میدونی اگر چیزی غیر از گوشت تو غذا ببینه شر به پا میکنه فقط گوشت خالص مر رو بریز تو قابلمه باشه باشه احمق که نیستم برو رد کارت میدونم اما تو رو خدا مواظب باش اصلا میدونی ولش کن به اندازه کافی مرغ اضافه کردم نمی نمیکردم این کار رو به مادرم بسپارم خراب کردن غذا غذای او همیشه عواقب بدی به دنبال داشت گفتم که میدونم چی کار کنم تو برو خودت رو درست کن قبل از اون که شوهرت با این ریخت ببیندت میترسیدم که مادرم رو با غذا تنها بگذارم هیچ وقت به کارهای مادرم در غذا پختن اطمینان نداشتم اما وقت هم بو دنگ بود و وقتی باردار باشی هر کار ساده ای چند برابر سخت می شود بنابراین کار تکمیل سوپ را به او سپردم و با قدم های سنگین از آنجا رفتم بعدا وقتی آن حیولا برای صرف شام سر میز نشست ملاقه را داخل قابلمه فرو بردم تا برایش سوپ بریزم همین که ملاقه را بالا آوردم خوشکم زد ملاقه پر بود از پوست و استخوان و چربی مرغ قبل از اینکه چشمش به آنها بیفتد ملاقه را خالی کردم چرا اینقدر لفتش میدی من مغزم از کار افتاده بود رو به مادرم کرد و گفت این دخترت چرا اینقدر خنگه مادرم در جواب خندید ملاقه را دوباره در سوپ فرو کردم و باز همان زایدات مرغ بالا آمد اصلا نمیفهمیدم چطور ممکن بود آن همه زایدات اتفاقی سر از سوپ درآورده باشد فقط یک یا دو استخوان نبود انگار یکی آمده بود و صافی پر از زایدات مرغ را در قابلمه خالی کرده بود داشت صبرش تمام میشد داد زد من کل روز مثل خر کار کردم اون وقت تو نمیتونی یه لغمه غذای کوفتی رو به موقع بذاری روی میز فقط کل روز آتل و باتل نشستی توی خونه؟ زیر چشمی نگاهی به صافی که قبلا پر از استخوان و زادات و مرغ بود انداختم خالی بود در حالی که شوکه شده بودم چشمانم به سرعت به سمت مادرم چرخید گویی چنان محو نقش روی رومیزی شده بود که متوجه نگاه هم نشد چه مرگته به صورت از جایش بلند شد و نایهان دیدم که کنارم ایستاده است این سوپ کوفتی رو بکش دیگه چاره نداشتم مجبور شدم همونطور که داشت نگاه میکرد ملاقه را دوباره در سوپ فرو کنم مثل دوباره قبل با همان زایدات بالا آمد با لحن ترساوری زیر لب گفت این چیه دیگه من میدونی خیلی کار داشتم این بارداری خیلی خستم میکنه از مامانم خواستم توی پاک کردن مرغ کمکم کنه چی حالا میخوای بندازی گردن من چه چی چیزی را میخواستم به گردن او بندازم از کجا فهمیده بود چه میخواهم بگویم او که هنوز پشت میز نشسته بود چطور ممکن بود داخل ملاقه را ببیند تا آن لحظه فکر می کردم پای یک اشتباه غیر عمد در میان است نمیدانستم چطور ممکن بود اتفاقی همه ای زایدات را در داخل سوپ ریخته باشد اما حتی خیال سناریوی دیگری را هم نمیتوانستم به خودم راه دهم حالا چاره ای جز قبول حقیقت نداشتم این همه سال برایش اوز تراشیدم فکر می کردم اشتباه فهمیدم توجیهاتش را قبول میکردم باز هم به او اعتماد میکردم چشم انتظار قطره ای محبت از سوی او بودم اما همه تقصیرها را گردن خودم میانداختم از خودم متنفر بودم به خودم قبولانده بودم که به درد هیچ کاری نمیخورم به هر دری می زدم که دلش را به دست آورم خواستهها و نیازهایش را بر ها و نیازهای خودم مقدم میشمردم همه این تصورات با این اتفاق واضح که دیگر هیچ راهی برای انکارش نبود فرو ریخت به آن حیولا که بالای سرم ایستاده بود خیره شدم و منتظر بودم که کارم را یکسره کند اما هیچ ضربه فیزیکی به پای دردی که در درونم قلیان داشت نمیرسید و بعد عجیبترین اتفاق ممکن به وقوع و پیوست او گفت اشکالی نداره این دفعه سوپ رو بیخیال میشیم دیگه چی واسه شام داریم دلم برایش سوخت میدانستم مادرم این کار را کرده است فهمید که مادرم این بلا را سرم آورده است از چشمانم خواند که من هم این را میدانم میدانست مادرم از خدایش است باز هم شاهد کتک خوردنم باشد و همانطور که شوهرم دارد موهایم را میکشد و مشت را حوالهی صورتم میکند وقتی که جیغ میکشم و از او کمک میخواهم مثل همیشه بگوید خفه شو همسایه ها صدا تو میخوای شوهرت رو بندازی هلفتونی؟ این مرد دیف صفت که بعدها فهمیدم در بومگزاری هایی دست داشته که منجر به کشته شدن صدها نفر شده است مردی که در بزرگترین پرونده تروریستی تاریخ مصر دومین پرونده بزرگ بعد از پرونده ترور انور سادات رئیس جمهور مصر مشارکت داشته است رعوفتر از مادرم بود.